دوستان استارت لایف خورد بفرمایید. با سلام و درود خدمت تمام عزیزان، جلسه را با شعری از گلستان سعدی که مفهوم انسان دوستانه داره آغاز میکنم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند بران. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. با درود و عرض ادب خدمت همه دوستان، آگاهان و همکاران گرامی که در این جلسه شرکت دارن و ما رو همراهی میکنن. در خدمتتون هستم با گرد همایی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یک شنبه 13 فوریه 2022 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی، مصادف با یک شنبه 24 بهمن ماه 1400 شمسی. در این جلسه با موضوعات سخنرانی، گزارش و تهیه موارد نقض حقوق پیروان ادیان در دیماه 1400، بررسی هدف 2 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سخنران بعدی با موضوع ازدواج مسلمانان با پیروان سایر ادیان، موضوع چهارم ما نقش ادیان در ایران و موضوع سخنرانی پنجم ما دین و موسیقی در ایران، و در انتهای جلسه با بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی، اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. قابل ذکر در آخر و پایان هر بخش، اگر سوال، انتقاد یا پیشنهادی از شخص سخنران دارید، 3 دقیقه به دوستان عزیز مایک در اختیارشون قرار میگیره و میتونن سوالشون رو بفرمایند. خب دوستان عزیز، من سخنم رو کوتاه میکنم و با سخنران اول بانو سمانه بیرجندی با گزارش و تهیه موارد نقض حقوق پیروان ادیان در دیماه 1400 در خدمتتون هستیم. خانم بیرجندی عزیز، اگه آماده هستید دستتون رو بالا ببرید تا مایک برای شما آزاد بشه. عرض سلام و درود خدمت همه همکاران عزیز. طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق داره از آزادی دین، تغییر دین و اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشه. در ابتدا من به اخبار نقض حقوق مسیحیان پردازم و به ترتیب عنوان میکنم. بازداشت ماتیاس علی حق‌نژاد، دیوان عالی حکم دادگاه را پس از 7 سال نقض کرد. 7 سال پیش ماتیاس متهم به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا و اطلاع دادن به معاندین جمهوری اسلامی شده و به 6 سال زندان در تبعید داخلی در مینا محکوم شده بود. در آبان 93 به همراه ماتیاس، بهنام ایرانی و رضا ربانی، دیگر اعضای کلیسای موسوم به کلیسای ایران، هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. این حکم سپس توسط دادگاه تجدید نظر نقض شد و هر 3 نفر از تمامی اتهامات تبرئه شدند. اما اخیراً بعد از 7 سال ریاست دادگستری استان البرز با نوشتن نامه به دیوان عالی کشور به این حکم اعتراض کرده و شعبه دوم این نهاد حکم اولیه رو رد کرده و ماتیاس هم اخیراً با رأی شعبه دیگه دیوان عالی کشور همراه با 8 نوکیش مسیح دیگه که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی را جرم ندانسته بود به طور موقت آزاد شد، ولی اکنون با اتهاماتی مشابه به حکم شعبه دیگری از دیوان عالی راهی زندان شد. ساسان خسروی و حبیب حیدری، نوکیشان مسیحی، پس از پایان دوران حبس در 5 دی ماه آزاد شدند. این 2 شهروند مسیحی بهمن سال گذشته
برای تحمل حبس راهی زندان بوشهر شده بودم و این دو نفر هم از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که توسط دادگاه انقلاب بوشهر در تیر ماه 99 به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح‌آمیز و عقیدتی متهم به تبلیغ علیه نظام شده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شده. جمعی از زندانیان پیشین مسیحی و اعضای خانواده اونها به مناسبت روز جهانی آموزش طی بیانیه‌ای به نقض حق تحصیل مسیحیان در مدارس و دانشگاه‌ها اعتراض کردند. این شهروندان در بیانیه خود اعلام کرده بودند که برخلاف تعهدات بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیاری از شهروندان صرفاً به دلیل اعتقاد به مسیحیت از حق تحصیل محروم ماندند. منصور و محمود مردانی خراجی نوکیشان مسیحی علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بیخبری به سر میبرند. این شهروندان بیشتر در تاریخ 1 دی ماه در یک کلیسای خانگی در فولادشهر اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع اومده که در این کلیسا حدود 10 نوکیش مسیحی در مراسم زادروز عیسی مسیح دور هم جمع شده بودند که با ورود نیروهای سازمان اطلاعات سپاه که از پیش محل را زیر نظر گرفته بودند مواجه شدند. ماموران امنیتی که لباس شخصی بر تن داشتند پس از بازرسی بدنی حاضرین تلفن‌های همراه اونا رو ضبط و توقیف کردند. سپس اسم و مشخصات تمام افراد را ثبت کرده و به بازجویی از آنها کردند. ناصر نورگلتپه نوکیش مسیح محبوس در زندان اوین هم به مناسبت روز جهانی آموزش طی نامه‌ای به اخراج و محرومیت نوکیشان مسیحی از تحصیل پرداخته و در این خلاصه این نامه را به این صورت میتونم براتون بخونم: آنگاه که ما در زنجیر و زندان گذر روزها، ماها و سالها را به تماشا مینشینیم، از میان میله های زندان اخراج و محرومیت دیگر مسیحیان فارسی زبان را نظاره میکنیم که چگونه در عنفوان کودکی و جوانی مداد و خودکار را از دستشان میکشند و لای انگشتانشان میفشارند تا کبودی های ماندگار یادآور شوند که ما مسیحیان محروم از حق تحصیل هستیم. به گفته ایمان سلیمانی، سه‌شنبه 5 بهمن ماه اعاده دادرسی موکلش ناصر نورگلتپه پس از پیگیری های فراوان به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. وی از دی ماه 96 در زندان به سر میبرد و این شهروند مسیحی به اتهام تشکیل و اداره کلیسای خانگی به 10 سال زندان محکوم شده و 3 بار تقاضای تجدید نظر داده ولی هر بار تقاضاش رد شده و پیشتر هم دیوان عالی کشور در اواخر شهریور ماه درخواست اعاده دادرسی وی رو رد کرده. این زندانی عقیدتی اخیراً پس از تحمل بیش از 1/3 از دوران حبس تقاضای آزادی مشروط داده، در حالی که وی واجد شرایط بود ضابطین قضایی یعنی مسئولان وزارت اطلاعات با این تقاضا هم مخالفت کردند. آقای سلیمانی هم پیشتر به سازمان ماده 18 گفته بود که اتهامات ناصر به هیچ وجه مصداق تبلیغات علیه نظام و اقدام علیه ملی و حتی تبلیغ برای مسیحیت نیست. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 8 نوکیش مسیحی به نام‌های بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، شهروز اسلام‌دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقانپور، حسین کدیور و کمال نعمانیان و محمد وفادار در تاریخ 3 اسفند در شعبه 34 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. درخواست دادرسی این افراد در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده اونها جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارسال شده. 10 تن از نوکیشان مسیحی ساکن دزفول از طریق تماس تلفنی توسط سازمان اطلاعات سپاه این شهر احضار شدند و هویت 8 تن این شهروندان که از طریق تماس تلفنی احضار شدند: علیرضا روشنایی‌زاده، حجت لطفی، محسن سعادتی زاده، مسعود نوعی و محمد کائدگپ، اگه درست بخونم، محمد علی ترابی و اسماعیل نریمانپور عنوان شده.
و ایمان سلیمانی هم وکیل مدافع شهروندان، ضمن اشاره به اینکه احضار تلفنی موکلانشون توسط سازمان اطلاعات سپاه خلاف قانونه، گفت بنده به موکلی گفتم که به سازمان مذکور مراجعه نکنن و بگوین که به صورت قانونی ما را احضار کنن. پرونده احمد سرپرست ملقب به یوحنا و ایوب پور رضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری سه نوکیش مسیح ساکن رشت به دادگاه انقلاب شهر ارسال شد. این شهروندان در کیفرخواست صادره به اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه های مخالف نظام متهم شدند. احمد سرپرست و ایوب پورزازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری در تاریخ 14 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شده بوده. سکینه بهجتی نوکیش مسیحی هم طبق ابلاغیه جهت اجرای حکم حبس به شعبه 1 واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب 33 تهران احضار شد. وی در مرداد 99 توسط دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. و همچنین بهنام اخلاقی و بابک حسینزاده از نوکیشان مسیحی هم در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه در طی ابلاغیه به شعبه 3 بازپرسی دادسرای اوین احضار شدند. احضار شهروندان از بابت پرونده جدیدی که علیه اونها گشوده شده صورت گرفته. تمامی این مواردی که اعلام کردم مغایرت دارد با ماده 2 اعلام جهانی حقوق بشر عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند. حالا به اخبار بهایان میپردازیم که تشکیل یک کارگاه پوستش‌سازی در کرج با هدف نفرت پراکنی علیه بهایان. در این کارگاه توسط دبیرخانه جشنواره تجسم موسوم به مقدس نما، مؤسسه فرق و ادیان و زاهدان موسوم به مفاس و همچنین دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده بود، از طریق طراحی پوستر و در قالب یک تریبون یک طرفه عقاید و باورهای مذهبی اعضای جامعه دستمایه هجمه شده. این برنامه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه پیروان یک آیین محسوب می شود، اقدام دیگری از سوی حکومت ایران است که در 4 دهه گذشته به صورت روزمره و سیستماتیک حق شهروندی و انسانی پیروان این آیین را نقض کرده. و نگار نصیری شهروند بهایی ساکن تبریز در روز شنبه 2 بهمن ماه به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز موسوم به اتاق 37 احضار شد. سینا شهری همسر خانم نصیریه که در هفته گذشته اون توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. جمال افشار و شهروند بهایی ساکن ماهشهر هم در 2 بهمن با تودیع قرار وثیقه از زندان اهواز آزاد شد. این شهروند هم به همراه بهزاد افشار در تاریخ 6 دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. فرهام ثابت و فرزان معصومی هم شهروندان بهایی ساکن شیراز بودند که روز یکشنبه 3 بهمن جهت تحمل حبس راهی زندان عادل‌آباد شیراز شدند. این شهروندان توسط دادگاه شیراز به مجموعاً 12 سال حبس تعزیری محکوم شدند. سبا سفیدی شهروند بهایی ساکن تهران هم با گذشت 15 روز از زمان دستگیریش کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبره. خانم سفیدی در تاریخ 21 دی ماه پس از حضور در شعبه 2 بازرسی وین بازداشت شد. در جریان اعلام نتایج داوطلبان دوره بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی، کسرا شاهی شهروند بهایی ساکن زاهدان در سایت اعلام نتایج با پیام پس از مشخص شدن وضعیت صلاحیت عمومی اعلام نتیجه خواهد شد مواجه شده. پریه کارگریان مروستی، دانیال برینژاد و شهروندان بهایی به همراه یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی در منزل خانم کارگریان در مارلیک تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. و سینا شهری هم شهروند بهایی در روز چهارشنبه 13 بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. و همچنین ناتولی درخشان و سبا سفیدی و پری کارگریان هم
که ساکن شهروندان ساری و تهران و مارلیک هستن همچنان در بازداشت بلا تکلیفی به سر می بردن که آقای ناتالی درخشان در تاریخ 9 روز بعد از گذشت دستگیری به صورت موقت آزاد شدن و همچنین خانم کارگر مروستی هم همچنان در بازداشت به سر می برد. که این اخبار مغایرت داره با هدف 16 سند 20 ترویج جوامع سرچو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو فراگیر در تمام سطوح رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده 8 ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی. و اما اخبار سنی مذهب رو خدمتتون ارائه میدم که در روز شنبه 2 بهمن یک طلبه اهل سنت در شهرستان سرباز به اداره اطلاعات اون شهر احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت و هویت اون زکریا حملی طلبه اهل سنت حوزه علمیه هستش. خبر بعدی زندانیان سیاسی مذهب زندان رجای شهر هم در سرمای زمستان در شرایط نامناسب و در بندی که فاقد سیستم گرمایشی نگهداری میشه قرار گرفتن و این زندانیان در این بند در روزهای جمعه شنبه گذشته با اجتماع در افسر نگهبانی به این موزل اعتراض کردن که اقام اونها با توهین و تهدید خاتمه یافت. خبر بعدی مولوی فضل الرحمن کوی امام جامعه پشامک هستش که در تاریخ 9 دی ماه در طی تماس با خانوادهش از عدم مرخصی خود توسط زرنده قاضی دادگاه ویژه روحانیت مشهد خبر داده و همچنین برای دومین هفته پیاپی طرفداران محمد حسین گرگیج امام جمعه سابق اهل سنت آزادچهر در اعتراض به عزل وی پس از نماز جمعه دست به اعتراضات زده بودند که در واقع این اعتراضات هم با سرکوب و خشونت مواجه شد و فضل الرحمن کوهی هم در روز جمعه 15 بهمن ماه از زندان وکیل آباد مشهد به مرخصی اعزام شد. و اما اخبار دراویش رو خدمتون اعلام کنم که همون ادامه سنی هستش. آقای حمزه درویش زندانی سنی مذهب که در زندان لاکان رشت به سر می‌برد علی‌رغم عفونت گوش، سردرد و سردی جای مداوم از رسیدگی پزشکی محروم مونده و علی‌رغم توصیه پزشک معالج جهت مراجعه این شهروند به مرکز درمانی خصوصی تا کنون با درخواست مرخصی درمانی موافقت نشد. و خبر بعدی در مورد ایشون هم این هست که یک گزارش هست که 6 سال از دوران محکومیت 15 سالشون رو بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان لاکان رشت سپری میکنن و همچنین روز شنبه 16 بهمن ماه با اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان لاکان و با مطالبه بازگشت به زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زد. و تمامی این اخبار مغایرت داره با ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 18 حق آزادی عقیده. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که من رو گوش دادید. با تشکر از خانم بیرجندی عزیز بابت گردآوری اخبار کامل و جامع پیروان ادیان. دوستان عزیز اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید میتونید بپرسید تا خانم بیرجندی پاسخگو باشند. خب گویا سوالی نیست، به سخنران بعدیمون میپردازیم. سخنران دوم ما بانو مریم افتخار با بررسی هدف 2 از سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بانو اگر آماده هستید دستتون رو بالا ببرید تا مایک برای شما آزاد بشه. سپاسگزارم. مرسی که ما رو در اختیارم قرار دادید. عرض ادب و احترام مجدد و
موضوع سخنرانی امروز من بررسی هدف دوم از سند 23 یونسکو و مقایسش با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست که اون رو خدمتتون ارائه میکنم. طبق دستور کار هدف دوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار عبارت است از هدف دوم عبارت از این هست که پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار. و اما مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام بدن به این شرح هست که خدمتتون می‌خونم. پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه به ویژه فقرا و اقشار آسیب پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال تا سال 2030. دو، پایان دادن به همه اشکال سوء تغذیه تا سال 2030 و دسترسی به اهداف مورد توافق بین المللی تا سال 2025 در مورد کاهش رشد، که منظور از رشد اینجا رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد هست، در کودکان زیر 5 سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. 3. افزایش دو برابری درآمد و بهره‌وری تولید کنندگان کوچک مواد غذایی به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان، دامداران و ماهیگیران از جمله از طریق دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال 2030. 4. تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال 2030 که باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شوند و به حفظ بومسازگان‌ها کمک می‌کنند. بومسازگان‌ها ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می‌کنند. 5. حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال 2030. بند الف، افزایش سرمایه گذاری از جمله از طریق تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور بکارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعه فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. بند ب، تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هر گونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی از جمله از طریق حذف موازی همه انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه ها دارند. اصلاحات یاد شده در راستای دستور کار توسعه دوحه، سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه انجام خواهد شد. بند جیم، انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی.
پرواضح است که غذا از ابتدایی ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگترین خطر دنیا برای سلامتی انسان هاست. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خودشون را از دست میدن از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر هست. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از این که غذایی که مردم جامعه استفاده می کنند به طور کامل، سالم و فاقد هر گونه آلودگی باشه. این آلودگی می تونه شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشه. بررسی های علمی نشون میده که در دهه های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی ها، آفتکش ها، آنتیبیوتیک ها و هورمون ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری این مواد افزودنی و آفتکش ها بر سلامت انسان ها به وجود آوردن. این آلودگی ها و بیماری ها شامل بروز انواع ناهنجاری های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان های مختلف و افزایش چشمگیر بار بیماری ها در دهه گذشته است. طبق اصول 3 و 44 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تأمین امنیت غذایی برای شهروندان خودش بوده و همچنین مطابق با اصل 48 همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی رو تضمین بکنه. حق تغذیه مناسب در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته. همچنین بر اساس ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 2 و 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب میشه. خب دوستان، با هم حالا ببینیم تو ایرانی که رهبرش، ما جلسه قبلم گفتیم، با اجرای این سند مخالفت کرد و اون رو دخالت کشورهای غربی در امور داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران میبینه چه میگذره. آمارهایی که الان خدمتتون ارائه میدم چیزایی هست که تو خود سایت‌های رسمی ایران منتشر شده و هممون هم میدونیم که هیچ‌وقت این آمارها دقیق و قابل اعتماد نیستن و همیشه این ارقام خیلی کمتر از اون چیزی که در واقعیت تو ایران داره میگذره هست و اعلام میکنن اینا تو سایت‌هاشون. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 125 کشور جهان 82 است و یکی از دلایل کسب این رتبه هدر رفت بیش از حد محصولات کشاورزی در ایران هست. ایشون همچنین یادآور شدن که در زنجیره تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشت، انبار، فراوری و بسته‌بندی از 130 میلیون تن تولید بیش از 25 میلیون تن ضایعات ایجاد میشه که همگی ناشی از روش‌های نادرست استحصال، نگهداری و فراوری این محصولات هست. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 8 استان در ناامنی غذایی قرار دارن گفت استانهای ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند. و جمله‌ای که اخیراً از اینکه گزارش‌های خبرگزاری ایسنا خوندم و واقعاً خیلی خیلی رو تاثیر گذاشت و واقعاً به نظرم حرف خیلی سنگینی بود، من مفهومش رو اینجا بهتون میگم. نوشته بود که متاسفانه شرایط زندگی در برخی از مناطق جنوب استان کرمان به حدی ناگواره که کلمه محرومیت هم از توصیف این شرایط عاجزه. شما فکر کنید ما همیشه میگیم که فقر و ضعف و یعنی این کلمه محرومیت خیلی مفهوم گسترده داره و برای همه کاملا واضح. فکر کنید که شرایط توی این مناطق به اندازه زیاد، به اندازه فجیعه که حتی این کلمه محرومیت هم نتونسته اون وضعیت رو توصیف بکنه و واقعا واسه اون وضعیت یه چیزی ورای کلمه محرومیت باید استفاده بشه. خب ناامنی غذایی فقط میدونیم که فقط شامل استانهای محروم و فقیر کشور نیست و این یه چیزی هست که الان دقیقا تو کل ایران داره اتفاق میفته با توجه به گرونی‌ها و شرایط نابسامانی که پیش اومده
و بررسی ها تو ایران نشون داده که 86% زنان باردار، 76% بزرگسالان و 61% از کودکان زیر 6 سال در ایران دچار کمبود ویتامین D هستند. بیش از 20% نوزادان به کمخونی مبتلا هستند و 27% از زنان باردار یود کافی رو دریافت نمی کنن. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه‌ای پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار امنیت تغذیه ایرانیان رو در نیمه ای از کشور به مخاطره بندازه. کمبود ویتامین‌های آ، د، کلسیم، کمبود یود، کمخونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه در ایران هست. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌تر میشن و علت این کاهش مصرف نه به خاطر دلایل پزشکی و سلامتی، بلکه به خاطر وضعیت گرونی و کاهش قدرت خریدشون هست. گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی شرایطی رو به جمعیت کم درآمد تحمیل میکنه که ناچار شدن بخشی از کالاها رو از سبد مصرف خودشون کنار بذارن. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهر ماه 1400 همین امسال اعلام کرد که نرخ فقر در ایران 10% افزایش یافته. بررسی‌های ما میگوید مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوه‌ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود 40% کاهش یافته است. به افزود گرانی منابع اصلی غذایی پروتئینی و ریزمغذی‌ها مردم و اقشار کم درآمد رو به سمت مصرف بیشتر نان و برنج و نشاسته‌ای که ارزان‌تر و فاقد ارزش غذایی کافی هست سوق داده تا تنها اونا بتونن شکمشون رو سیری کنن و یه سیری سلولی براشون اتفاق نمیفته، بلکه فقط سیری شکمی براشون اتفاق میفته. در چنین شرایطی خب چاقی ناشی از فقر رخ میده که خود نوعی سوء تغذیه محسوب میشه. این در حالی است که کاهش تحرک مردم به دنبال وضعیت کرونا عاملی مضاعف برای افزایش چاقی شده که خود عامل خطر ابتلا به دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان هست. وضعیت فقر و گرانی در ایران به اندازه‌ای واضح و آشکار در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و همه ما ها میبینیم این رو و تو تمام در واقع میتونم بگم تو دنیا منتشر میشه که مسئولین دولت نمیتونن اون رو انکار بکنن. اما موقع صحبت کردن درباره علت و راهکارهای حل مسئله از سیاست بازی با کلمات استفاده میکنن. هممون زیاد این مسائل رو دیدیم، این نمونه ها رو زیاد دیدیم. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ایران گفته که و در واقع بهتر بگم که اعتراف کرده که مردم ایران دچار فقر مواد غذایی مغذی هستند. اما خب وقتی به جایی که مثلا برسه به جای به برجسته سازی بن و ریشه این اتفاق که چرا مردم دچار فقر مواد غذایی هستند و این در واقع ریشه در شرایط اقتصادی ایران داره، برمیگره میاد میگه که تغییر فرهنگ غذایی رو صحبت میکنه و میگه که جایگزینی فست فودها به جای لبنیات باعث دلیل این فقر مواد غذایی هست. حالا شما ببینید که چجوری اینقدر اینا استادانه دارن این مسائل رو برای خودشون لاپوشونی میکنن و همه جا خودشون رو به قولی خوب جلوه میدن و اون وضعیتی رو که واقعا هست رو اعلام نمیکنن. و اونجایی هم که ناشر از اشاره به این واقعیت هست با کلمات آمیخته به شک و ابهام فقط میگه که بخشی از جمعیت ایران ممکنه به دلیل مسائل اقتصادی امکان خرید مواد غذایی مغذی رو نداشته باشن، ولی در مورد دلیل عدم امکان خرید هیچ صحبتی نمیکنه. در واقع این کار همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران هست که وضعیت خط فقر و جمعیت زیر خط فقر رو پنهان میکنه. و یه نکته خیلی جالب رو من به عنوان جمله آخر عرض میکنم خدمتتون، دیگه بقیه قضاوت و بحث بیشتر درباره این موضوع رو به عهده خودتون میذارم. رئیس جمهوری وقت ایران برای نشون دادن دست و دلبازی دولت و تلاشش برای رفع این وضعیت دستور داده که در قالب طرح حمایت معیشتی به مناسبت 22 بهمن به دریافت کنندگان یارانه 100 هزار تومان پرداخت شود که معادل قیمت فقط 1 کیلو برنج تو ایران هست. قضاوت به عهده شما. ممنونم ازتون. من مایک رو رها میکنم. تشکر از شما بانو افتخار عزیز با سخنرانی زیباتون و جالبه که سخنرانی شما با بحث آزاد ما در واقع یکی هستن.
خب دوستان عزیز، اگر سوالی دارید یا مطلبی دارید یا پیشنهاد انتقادی دارید از خانم افتخار، خوشحال میشیم بپرسیم. خب گویا دوستان عزیز سوالی ندارن. خب سراغ سخنران بعدی، بانو مریم حبیبی با موضوع ازدواج مسلمانان با پیروان سایر ادیان می باشیم. بانو حبیبی عزیز اگر آماده هستین تا مایک برای شما آزاد بشه. تشکر. با درود و وقت بخیر خدمت همکاران عزیز، موضوع سخنرانی من امروز تحلیل قوانین ایران در رابطه با ازدواج مسلمان با سایر ادیان هستش و منافات داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 حق آزادی انتخاب همسر. از آنجایی که ازدواج یک امر پسندیده و خوشایند در همه ادیان الهی محسوب میشه، با این مسئله مواجه میشیم که وضعیت ازدواج دو شخص با مذهب مختلف چه شرایطی داره. مطابق با مفاهیم قانون مدنی و به تبع اون فقه اسلامی، ازدواج مرد مسلمان چه دائم چه موقت با خانومی که مسلمان نباشه بدون اشکاله و صحیحه. مشکل جایی شروع میشه که مرد غیر مسلمان با خانم مسلمان ایرانی بخواد ازدواج کنه که این ممنوعه و با مانع قانونی روبرو میشه و مطابق با ماده 1059 قانون مدنی مجاز به انجام این امر نمی باشد، مگر اینکه مرد غیر مسلمان اقدام به تغییر دین داده تا مانع قانونی و شرعی برطرف بشه که این خودش نقض حقوق زنان هستش که با مردان در امر ازدواج مساوی نیستند. حالا این سوال پیش میاد، چرا ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان ممنوعه؟ از نظر این آقایون که این قوانین رو نوشتن، تمام روابط اجتماعی و اقتصادی مسلمانان بر پایه قاعده نفی سبیل استواره و طبق این قاعده هر حکمی که باعث میشه کفار و غیر مسلمان بر مسلمین تسلط یابن باطله و بر همین مبنا از آنجایی که ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان سبب تسلط مرد غیر مسلمان بر زن مسلمان میشه و از طرفی فرزند حاصل از این دو باعث میشه که به مرد غیر مسلمان ملحق بشه، علما و فقها به اتفاق حکم بر ممنوعیت این ازدواج دادن. قوانین ایران به ویژه در ارتباط با احوال شخصی از قبیل ازدواج، طلاق، اهلیت و ارث تابع فقه اسلامی هستش و بر همین اساس قانون مدنی در ماده 1059 صراحتاً این ازدواج رو منع کرده. یکی دیگه از دلایل منع ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان از نظر فقها اینطوریه که معمولاً چون زن تحت تأثیر شوهر قرار میگیره و از وی تربیت میپذیره، بر همین اساس ممکنه در صورت ازدواج با فرد غیر مسلمان اعتقادات زن متزلزل بشه و گرایش به کفر پیدا کنه. سوال دیگه این که ازدواج مرد غیر مسلمان خارجی با زن مسلمان چه شرایطی داره که طبق نص صریح قانون مدنی ایران، علاوه بر ضرورت تشرف مرد به اسلام، چنانچه مرد غیر مسلمان طبق نص صریح بخواد مرد غیر مسلمان جزء اتباع بیگانه بخواد با خانم ایرانی مسلمان ازدواج کنه، علاوه بر این که باید برگه تشرف رو بگیره، باید مجوز دولت ایران رو هم برای ازدواج با اون زن بگیره و اگر این کار رو انجام ندن مرتکب تخلف شدن و به مجازات حبس تعدیبی 1 تا 3 سال محکوم میشن. حالا چنانچه زن ایرانی مسلمان خواهان ازدواج با مرد ایرانی غیر مسلمان باشه، فقط تشرف مرد کافیه. صدور گواهی تشرف به اسلام مرد، این ازدواج دیگه معنی قانونی نداره. چنانچه زن ایرانی بدون طی این مراحل
به عقد ازدواج مرد غیر مسلمان در بیاد، از دیدگاه قوانین ایران اون ازدواج نافذ نیست، بنابراین رسمیت قانونی نداره و مراجع قضایی از جمله دادگاه حمایت از خانواده هیچ گونه عمل کردی در قبال ازدواج این چنینی نخواهند داشت. این به معنی از دست دادن حمایت قانون ایران از زن ایرانیه که میتونه بسیار مشکل ساز باشه. قانون مدنی در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن کافر مسکوته، اما چون سلب آزادی در نکاح به حکم صریح نیاز داره، پس مطابق قانون مدنی ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز هستش. حالا گفتیم در اسلام ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان ممنوعه، مگر اینکه فرد غیر مسلمان قبل از اون به تغییر دین خودش رو انجام بده و برگه تشرف بگیره. این ممنوعیت وقتی به ادیانی مثل یهودیت یا بهائیان میرسه جنبه تابویی به خودش میگیره، تابویی که چه بسا نهاد مذهب، نهاد خانواده و جامعه همگی در تولید و پست‌تولید اون نقش دارن. آنطور که در رساله خمینی آمده، ازدواج با فرقه زاله بهایی باطله و حتی فرزند حاصل از این ازدواج صرفا ملحق به فرد مسلمانه و فرد بهایی حقی از فرزند خودش نداره و این انتقاد پیش میاد که چنین روی کردی خود برتربینی و نقض حقوق بشر هستش که با تحولات امروز جامعه ایرانی همخوانی نداره. البته از نظر تاریخی مسئله بوده، منتها در دنیای مدرن نه، این مسئله قابل فهم نیست. انسان ها همه با هم برابرند و همه در درجه اول انسانند. بنابراین اینکه یک مکتب فکری بیاد انسان ها را بر اساس باور فکریشون به مذهب و ماورا طبیعه تقسیم کنه و بگه حالا اینها با اونها ازدواج نکنن، این اختلاف انداختن بین انسان ها و تمایز گذاشتن بین اونها و دیگر ادیان هستش و این قابل قبول نیستش. اصلا فراتر از مسئله ازدواج، اگر به احکام آقای خمینی نگاه کنیم، میبینیم که یک انسان اگر در هنگام بسته شدن نطفه‌اش یکی از پدر یا مادرش مسلمان بوده، این انسان محکوم به مسلمان شدنه. از نظر او و بسیاری از فقهای اسلام اصلا انسان اختیار نداره که اگه پدر و مادرش مسلمان باشن بخواد دین انتخاب کنه و بعد هم اگر بخواد مذهبش رو تغییر بده، طبق تحریر الوسیله اگر مرد مرتد فطری باشه که باید اونو بکشن، اگر زن باشه اونو حبس میکنن و موقع نماز اجباری انقدر کتک میزنن و فقط آب و نان میدن تا موقعی که توبه کنه. البته این لطفی که کردن و زن رو اعدام نمی کنن، نه به این که زن و مثلا خواستن بهش محبت کنن، از نظر اونها زن ناقص العقله و به خاطر این ناقص العقلیش ممکنه یه کار اشتباهی کرده باشه و مجبوره که توبه کنه و به خاطر همین میبخشن. خب در دنیای مدرن چنین چیزی اصلا پذیرفته نیست. فردیت و عملیت به انسان رو به عنوان انسان ازش میگیرن و نمیتونین بر اساس باورهای ذهنیتون تصمیم بگیرین. مسلمان ها باور دارن که پیامبر اسلام خاتم النبیینه و اسلام آخرین دین. بنابراین وقتی اعتقاد دارن که احکام قرآن الالعبد باید اجرا بشه و ما هم در وضعیتی هستیم که در کشورمان احکام فقهی به صورت قانون در اومده و به زور اجرا میشه، این مشکل ساز شده. اصل چهارم قانون اساسی اومده گفته که همه قوانین کشور باید مطابق اسلام باشه. جای دیگه تو قانون اساسی اومده گفته اسلامی بودن قانون اساسی الالعبد لایتغیر است. خب یعنی اختیار انسان‌ها در وضع قانون و اینکه خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن سلب شده. حقوق بشر مسئله قانونه، تصمیم فردی نیست. یک سری معیارهای بین المللیه که بهش میگن حقوق بشر. این مسئله سازه که یه مکتب فکری بیاد فرق بذاره بین باورمند بودن و غیر باورمند، مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و به غیر مؤمن، و بین شهروندا اختلاف بذاره. این باور مقبولی نیست، نه فقط شهروندان بهایی یا غیر مسلمان، بلکه با این وضعیتی که حاکمه حتی بسیاری از خود مسلمان ها که دیدگاه فکریشون از نظر حکومت مورد تایید نیست، از نظر قانون در موقعیت فرودستی هستند. این رویکردی که فقهایی مثل آقای خمینی دارن اصلا اصل و اساسش بر اساس تبعیض و نابرابری میان انسان هست. از انسان سلب اختیار کردن و برای بهایان و خدا ناباوران که وضع هم بدتر شد. در جامعه اسلامی که بر اساس قوانینی که آقای خمینی اعلام کرده شکل گرفته، مسئله حضانت فرزندان رو در این امر ازدواج داریم که وقتی یکی از پدر و مادر مسلمان نباشه حقوق کمتری داره.
در این مورد مسئله ارث رو داریم که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبره. مقوله ازدواج، ارث و فرزندان همه در واقع جزی از کل سیستم هستش. خیلی ها که به خاطر باور مذهبیشون بازداشت میشن. به هر حال طبق قوانین اسلام تا موقعی که زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن که مسئله نیست، اما اگه کارشون به جدایی و دعوا بکشه، مسلما شهروندی که مسلمانه در موقعیت حقوقی برتری از شهروند غیر مسلمان قرار میگیره، حتی اگر حق با اون نباشه. در همین مسئله ازدواج مسلمان و غیر مسلمان اینم میبینیم که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان کلا حکمش فرق داره. یعنی مرد میتونه ازدواج کنه اما زن نه، که گفتم این خودش نمونه بارز نقض حقوق زنان هستش که با مردان در امر ازدواج مساوی نیستن. اینکه حالا خمینی یا هر کس دیگه اومده نقض کرده که وقتی که نطفه بسته میشه شما مسلمان هستین یا یهودی هستین، من میخوام اینو بگم که توجه داشته باشیم که اینکه من مسلمان زاده هستم، یهودی زاده هستم، مسیحی زاده هستم، قاعدتا یک امر غیر اختیاریه، در همه ادیان و مذاهب هم وجود داره. من فکر میکنم آنچه که مورد توجه ماست اینه که فردی در خانواده مسلمان زاده میشه یا بهایی یا مسیحی، در یک خانواده با اصل و نسب بزرگ شده. مهم اینه که ما بتونیم از یه جایی به بعد این حق آزادی و اختیار رو به اون فرد بدیم. این نکته که بگذاریم، به خاطر نابرابری ازدواج زن و مرد با غیر مسلمان میشه اینو گفت که نهاد خانواده و ماهیت اون در دوران پیشا مدرن که زنان استقلال اقتصادی نداشتن، مرد هم به لحاظ بدنی قوی تر بود و بار اصلی معیشت خانواده بردوش او بود و یه تقسیم کار طبیعی شکل گرفته بود، همین گونه زندگی پیش میرفت. اما اگه برابری طلبی امروز رو بخوایم ملاک قرار بدیم، که البته خود من هم عمیقا به این باور دارم، پاره ای از احکام جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. خب در وهله اول میان استناد میکنن اونها به آیه 221 سوره بقره که مطلقا گفته با مردان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه ایمان بیارن. این حکم صریح قرآنه. حالا هر چقدر هم نااندیشان دینی بخوان اونو تفسیر و تعدیلش کنن، تو وهله دوم استناد میکنن به آقای کدیور که از نااندیشان دینی هستش و نوشته که ازدواج مسلمان با مشرک و کافر مطلقا ممنوع. پس فرق میذارم، وقتی در آیین بهایی ازدواج بهایی با سایر ادیان کاملا مجازه، حتی بهاییان تشویق شدن که با آدم ها از نظر قومی و نژادی دورتر از خودشون ازدواج کنن، اما تو سیستم حقوقی کشور ما که مبتنی بر اسلام این داستان وجود داره که اسلام حکم خیلی شدیدی برای منع این ازدواج هست. مواردی دیگه هم هست که بهشون استناد شده، مثلا سوره نساء که گفته الرجال و قوامون علی النساء، مردان مسئولیت زنان رو بر عهده دارن، که در بالا گفتیم باعث میشه یه وقتی زن کافر تحت تاثیر شوهرش به شرک و کفر رو بیا رو از اسلام روی گردون بشه، بنابراین از تعداد مسلمان ها کم بشه، و این باز همونطور که گفتم نقض حقوق زنانه. حقوق بشر و مدرنیزم و جامعه که الان دنیا به سمتش میره بر اساس برابری انسان هاست. این آیاتی از قرآن که الان بهشون اشاره کردم خب مسلما برخلاف این هستن. این همه حکم هست که تاکید داره بر فرق بین مسلمان و غیر مسلمان. البته من معتقدم که در دنیای مدرن امروز قوانین باید بر اساس معیارهای بین المللی حقوق بشر وضع بشه و بر این اساس که همه انسان ها با هم برابر هستند و اختیار دارن که به عنوان انسان سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و مخیر باشن که با چه کسی ازدواج کنن یا چه مذهبی رو انتخاب کنن یا نکنن. در بسیاری از جوامع غربی حتی ازدواج همجنسگران هم قانونی شده، اما تو ایران هنوز دنبال اینن که کی با چه دینی ازدواج کنه یا نکنه و از دولت اجازه بگیره، و خودمون رو تو چارچوب مذهب مقید کردیم و ریش و قیچی رو دادیم دست این روحانیون و نااندیشان دینی که اونها برای ما تصمیم بگیرن که چه چیزی مجازه چه چیزی مجاز نیست. خب من میخوام اینو بگم که روحانیون یا نااندیشان دینی چه امتیازی بر بقیه شهروندان دارن، چه مزیتی دارن که اونا باید برای ما تصمیم بگیرن. ما همه انسانیم و برابر. در مورد اینکه این ازدواج چی هست چی نیست میتونیم خودمون توی یه روند دموکراتیک تصمیم بگیریم. چرا فقهایان نواندیشان دینی با باورشون به فقه پویا باید تصمیم بگیرن در مورد قوانین و مسائلی مثل ازدواج؟ میان اشخاص و ادیان و مؤمنان رو از اینهای مختلف جدا میکنن، میگن نباید ازدواج کنین و براشون مانع میزن.
حالا شهر ببین شهروندان ایرانی و جامعه ایرانی هم تو سال 57 اشتباهی کردن و درگیر یک سیستم حکومتی شدن که الان داریم نتیجهش رو میبینیم. من الان فکر میکنم که میانگین درک و انسان دوستی جامعه ایران از جمهوری اسلامی به مراتب بالاتر هستش. یعنی ما اگه امروز در ایران انتخابات آزاد داشته باشیم، فکر نمیکنم که اکثریت جامعه ایران موافق محدودیت ازدواج مسلمان و غیر مسلمان یا کمتر بودن حقوق زن از مرد و علل آخر باشن. ما الان در این وضع هستیم که قوانینمون از جامعه عقبتره. البته اینطور هم نیست که بگم شهروندان هم هیچ وظیفه ای ندارن و هیچ تقصیری هم متوجه شهروندان نیست. به هر حال شهروندان باید سعی کنن ظلم و نابرابری رو کمتر بکنن و جامعه رو جلوتر ببرن. مسلما همیشه میشه کار بیشتری کرد و در حال حاضر همه شهروندان ایرانی مسلمان و غیر مسلمان تحت یک حاکمیت استبدادی دارن زندگی میکنن و وضعیت اقتصادی هم اینطوری که میبینین هستش. اما این دلیل نمیشه که ما توقعمون از شهروندان ایرانی پایین بیاریم و این نگاهش خودش تحقیر آمیزه. اینکه انسانها میتونن خودشون تصمیم بگیرن و ایران رو به سمت جلو ببرن و قوانین رو تغییر بدن. من معتقدم که این یک مسئله انسانیه و من امیدوارم که همه شهروندان ایرانی به مسائل حقوق بشری و نابرابری که در جامعه ما هست بیشتر توجه کنن و سعی کنن به سمتی پیش بریم که قوانین ایران هم مطابق رویکردهای خود مردم ایران باشه. به امید آمد. من اینجا سخنم رو به پایان میبرم. اگه سوالی هست در خدمتتونم. ممنون که وقت رو به من دادین. مایک رو رها میکنم. تشکر از شما بانو حبیبی عزیز، سخنرانی بسیار عالی داشتین. بله واقعا یه نکته که اشاره کردید، روحانیون چه مزیتی دارن بر انسانهای دیگه که تصمیم میگیرن برای مثل ایران 80 میلیون جمعیت. اگه واقعا اونا عاقل‌تر بودن یا کامل‌تر بودن، چرا وضعیت ایران در حال حاضر به اینجا کشیده شده؟ خب دوستان عزیز، اگر بله دوستان، آقای میلاد ترقیبی و آقای ناصری بفرمایید. بله، سپاس و عرض ادب خدمت شما دوستان، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. یک موضوع مهمی رو اشاره کردیم به اسم این که در جامعه بهائیان تشویق میشه که با مردهای غیر بهایی یا با زنهای غیر بهایی ازدواج کنن. ما باید کل ادیان رو در نظر بگیریم زمانی که تو رأس قدرت هستن، نه اینکه فقط زمانی که تو قدرتی ندارن، مثل زمانی که آقای خمینی اومد گفت من قانون اساسی حقوق بشر رو رعایت میکنم. زمانی بود که زیر دست بود، که بالا دست نبود. زمانی که میاد بالا دست، اون موقع است که خودشونشون میده. قوانین ادیان همینه. ادیان میان اول انسانها رو به دو دسته تقسیم میکنن. مثلا توی اسلام کافر مسلمان. خب اون کافرایی که به طرف دیگر رفتن، اونا رو یه قوانین براشون میذارن کمتر از مسلمان ها. در مورد بهایی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، در مورد هر کدوم از اینا بگی فرقی نداره. زمانی که ما باید اینا رو بسنجیم که در اوج قدرتشون باشن، نه اینکه پایین دست باشن. و یک موضوع دیگه هم که گفتیم ما باید مسئولیت نسبت به جامعه داشته باشیم و این اخلاقیات رو ما باید از بین ببریم. این قوانینی که جمهوری اسلامی داره ترویج میده، ما باید اینا رو تن ندیم. به عنوان مثال، ما اگر من به عنوان یک شخص مسلمان باشم یا غیر مسلمان باشم یا شیعه باشم یا سنی، با یه که خانمی ازدواج کنم که غیر مسلمان باشه، زمان طلاق گرفتم، من نباید سوء استفاده کنم. این وجدان خودم رو باید بذارم، کاری به قوانین کشور نداشته باشم، کاری به قوانین اسلامی نداشته باشم. ما باید همچین جامعه‌ای رو درست کنیم که وجدان خودمون بر قانون اساسی و بر قانون اسلامی که درست کردن و برای ما گذاشتن برتری داشته باشه، تا حق کسی رو ضایع نکنیم، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان. هرچی ما انسانیم، همه برابریم. مرسی از وقتی که به من دادیم. من در خدمت. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان.
خانم حبیبی در رابطه با حالا ازدواج در واقع در رابطه با احکام توی اسلام صحبت کردن، درست بود؟ همه رو گفتن تقریبا، فقط من یه نکته میخواستم اضافه بکنم. ببینید، حتی آقای ترغیبی هم گفتن تا حدودی توی اکثر ادیان این هست، این مسئله هست و داره اتفاق میفته، یعنی اتفاق میفته تو خود احکام. ولی مشکل اینجاست جاهایی توی بقیه در واقع ادیان این مسئله فقط توی خود اون دین حساب میشه، یعنی برای خودشون انجام میشه، ولی توی جمهوری اسلامی مشکلی که هست این که قانون اساسی و در واقع اون قدرت افتاده دست اون کسانی هست که همون فقهایی که شما فرمودید، فقها و اون علما، حالا آخوند، هر چوری که اسمشون رو بذاریم، شغلشون همینه، یعنی کارشون همینه، این که بیان یه سری قوانین وضع بکنن برای خودشون، این رو بگن بده، حرامه، این رو بگن حلاله، شغلشون همینه در واقع. بقیه ادیان هم همینو دارن، خاخام باشه، کشیش باشه، فرق نمی کنن، همه اینو دارن، ولی اونا قدرت ندارن، یعنی توی رأس حکومت نیستن، توی حکومت نیستن، قانونگذار نیستن، اونا این کارا رو نمیتونن انجام بدن. ولی توی ایران نه، توی ایران قانونگذارن و قدرت دستشونه، بنابراین میان این احکام رو توی قانون پیاده میکنن، یعنی یک جورایی شکل شمایل قانونی بهش میدن و میان اجراش میکنن. مشکل اینجا پیدا میشه. و آقای تقریبی هم گفتن ما خودمون باید کمک کنیم به خودمون و نباید سوء استفاده بکنیم. کاملا درسته. ببینید، وقتی یک زنی میاد با یک مردی ازدواج میکنه و کارشون به جدایی میکشه، حالا به هر دلیلی و به هر مشکلی، نباید بیان حالا اینجور موقع اون خانم بیاد سوء استفاده بکنه، حالا اینجور موقع اسلام خوبه و مشکلی نداره و بیاد مهریهشو بذاره اجرا و بخواد اون آقا رو انقدر اذیت بکنه تا بخواد انتقامشو بگیره در واقع. و برعکسش هم همینجوریه، اون آقا بیاد از اختیاراتی که قانون بهش داده نهایت سوء استفاده رو ببره، اون زن رو اذیت بکنه، مجبورش بکنه توی خونه بمونه، از خونه بیرون ندونه، بدون اجازهش کاری نکنه، بدون اجازهش حتی آبم نخوره، بیاد این کارا رو باش بکنه. چرا؟ برای که قانون این اجازه رو بهش داده. ولی اگه ما بیایم رو خودمون کار بکنیم، خودمون رو اصلاح بکنیم، یه قانون اساسی اصلا برامون مهم نیست. مهم نیست که قانون چی میگه، شما مهریه دارید یا ندارید، شما اجازه دارید زنتون بدون اجازهتون، حق نداره از کشور خارج بشه، حق نداره از شهرش خارج بشه، مهم نیست. شما خودتون باید وجدان خودتون رو بذارید وسط و طبق اون برید جلو. ممنونم، صحبتای من در همین حد بود، نظر من بود. ممنونم که به این وقت رو دادید. من مایک رو آقا میکنم. تشکر از شما آقای ناصری عزیز. بله، خیلی از چیزها، خیلی از در واقع قوانین به خود ما برمیگرده، یعنی چیزایی که به ما تحمیل میشه در واقع میگن از ماست که بر ماست. این واقعا این چیزیه که ما خودمون باعث شدیم که بر ما تحمیل بشه و اگه ما آگاهی داشته باشیم و اطلاع داشته باشیم از حق و حقوق انسانیمون، شاید به خیلی از چیزها تن ندیم و باعث خیلی از چیزهایی که حتی به صورت قانون در اومدن، مثلا تو کشور ما که دین و سیاست با هم قاطی هست، خب مسلما خیلی قوانین بر ضد انسانیت خواهد بود، مخصوصا بر ضد زنان ما، که اگر مردان ما آگاه تر باشن و زنان ما آگاه تر باشن، خیلی از مشکلات ما رفع خواهد شد. خب به سراغ دوستان، اگر سوالی نیست که به سراغ سخنران بعدی بریم، جناب آقای میلاد ترغیبی عزیز با موضوع نقش ادیان در ایران در خدمت شما هستیم. آقای ترغیبی اگه آماده هستین دستتون رو بالا ببرین. بله، صدای من در جلسه است؟ بله، بفرمایید. درود و عرض ادب مجدد. همونطور گفتن شما فرمودین، سخنرانی من در مورد نقش ادیان در ایران که متاسفانه یک کلمه شو قبلا برداشتم، در ناکامی ایران بهتره بگم. ابتدا با رابطه مغز انسان و خلقت خالق یک توضیحاتی بدم در مورد بیشتر مغز انسان هاست که چجوری یک خدای خلق شده یا چند خدای خلق شده، این همه دنبالش
پیامبرانی اومدن و ادعایی کردن و که برای خیلی از این ادعاها هیچ اثباتی نیست، هیچ دلیلی نیست و متاسفانه باعث شده ما امروز در ایران درگیر این اعتقادات بشیم و همچین سیستمی روی حکومت ما بیاد و جامعه ایران رو به این روز بکشونه. این توضیحات هم در مورد مغز از آقای دکتر تپی کیمیای اسدی عزیز که واقعا آدم لذت میبره از حرفاش، به دوستانم توصیه میکنم همیشه دنبال کنین، توی یوتیوب توی کانالهای اجتماعی هست، خیلی جالبه حرفاشون و کتابایی که نوشتن و کلی مطالب خوب داره. شروع میکنم در این مورد در رابطه با مغز انسان و خلقت خالق. بدون هیچ شکی مغز انسان خالق همه رفتارها و پدیده‌های روانشناسی از جمله باور به خدا بوده و طوری فرگشت کرده تا با ایجاد واکنش‌های تطابقی حد اکثر توان بقا و تولید مثل و سعادت و آرامش احساسی یا روانی آرام را در حالی آماده کند که به سوالاتی هم جواب دهد که به طور سرشتی در سیستم تفکریش درباره نظم وجود در خودش و از جهان برمیخیزند. یکی از پدیده‌های روانشناسی این مغز عجیب و غریب خلقت ایده خدایان در جواب به مسئله خلقت جهان و وجود انسان‌ها بوده است که ناشی از فعالیت قشر جلو پیشانی سوالزا و انگیزه سینگولیت قدامی بوده است. در این رابطه توضیح بدم که مغز انسان از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. یکی از این بخش‌ها قشر جلو پیشانیه. قشر جلو پیشانی وظیفش اینه که سوالاتی رو برای مغز ایجاد میکنه. شاید در طول روز صدها یا شاید بگم هزاران سوال برای ذهن ما، برای مغز ما ایجاد میشه که مثلا این چرا اینجوری، جهان از کجا اومده، این ستاره چیه، اون ماه چیه، کلی سوالات در مورد زندگی خودمون، در مورد امورهای شخصی خودمون، همه این سوالات رو قشر جلو پیشانی ما انجام میده. یعنی این سوالات رو از این ناحیه مغز ما بگیریم. در طرف دیگر بخش سینگولیت قدامی هست، این قسمت از مغز میاد پاسخ میده به این سوالات، میاد یا درست یا اشتباه پاسخهایی به این سوالات میده که انسان احساس آرامش میکنه. به فرض مثال مثلا من یک کاری رو میخوام انجام بدم، یک راه حلی میخوام پیدا کنم، یک جوابی پیدا کردم که احتمال داره اشتباه باشه ولی یک آرامشی پیدا میکنم، یک حسی پیدا میکنم که من جواب سوالم رو گرفتم. این وظیفه قسمت سینگولیت قدامیه. مغزی که همیشه سعی در پیدا کردن روابط علت و معلولی و نظم در طبیعت اطراف خودش و در ادراکاتش بوده و هست، جواب راحت هضمی که محصول سیستم تفکر دیفالتی که مغز برای مسئله خلقت کائنات من جمله خودش ساخته، همان خلقت جهان به دست خدایان بوده است. در ابتدا خدایان خودشان مخلوق فرایندهایی بودند، اما بعداً با پیشرفت تفکری و برطرف کردن تناقضات مربوط به قادر متعال علت و معلول، تبدیل به تک خدایی خود مخلوق و قادر متعال و دانای تمام و تام شده است. ابتدا زندگی انسان ها طبق تاریخ، طبق شواهدی که هست، اینجوری بود که خدایانی مثل بت‌ها رو برای خودشون درست کردن، حالا به علت‌های ترس بوده، به علت ندونستن بلایای طبیعی از کجا میان، چی میشه، چه جوری میشه، به این علت‌های سوالاتی براشون پیش اومده این خدایان رو درست کردن، بت‌ها رو درست کردن. اگر شما به تاریخ نگاه کنید، ابتدا بت‌پرستی بوده، چند خدایی بوده و کلی خدایان دیگه بعدنها در سیستم ادیان ابراهیمی اومده به تک خدایی تبدیل شده. حالا اینم در ادامه علتش هم میگم. از آنجا که انسان ها با عوامل ایجاد کننده فجایع و بلایای طبیعی آشنا نبودند و این خدایان را خالق شر هم میپنداشتند، در آغاز ترس شدیدی از آنها داشته و برای رضای خاطر آنها دست به قربانی کردن انسان ها و فرزندان خود در راه این خدایان میزنند. این رسم حتی تا زمان رومی ها هم ادامه داشته و سربازان رومی هر وقت در صدد فتح یک شهری بودند، یک اسیر را قربانی خدای آن شهر می کردند
و جسدش را زیر برج و باروی شهر دفن می‌کردند تا خدای آن شهر کمکشان کند. این رسم در خاورمیانه بسیار شایع بوده و بعضی اقوام پسر یا دختر اول خودشان را در راه خدا قربانی می‌کردند. تا وقتی ابراهیم با ترفندی جالب داستانی ساخت و رسم انسان‌کشی را در راه خدا در راه خدایان را به کشتن گوسفند تبدیل کرد که هنوز هم بین مسلمانان رایج است. در این زمان‌ها خدایان به شدت بدخیم فرض می‌شدند. یهوه آنچنان غضبناک بود که زیر پا گذاشتن هر یک از ده فرمان مجازات اعدام داشت. شاید بسیاری از دوستان بدونند یهوه یا همون خدای مسیحیت و یهودیت ده فرمان داره که در زمانهای قدیم، الان نه، که قدرت از دست مسیحیت و دین یهودیت گرفتن و به قدرت و قانون انسانی رسیده، ولی در زمانهای قدیم اینجوری بوده که این ده فرمان مثلا یکیش بکنم روزای شنبه یا یک شنبه است که اگه کسی کار میکرد از این فرمان سرپیچی میکرد و مجبور بودن بکشنشون، دستور خدا رو اجرا میکردن. در همین حد غضبناک بوده این خدای یهوه. اما با پیشرفت تفکری از آنجا که انسان‌ها با شر زیادی در جهان روبرو می‌شدند، دچار تناقض درباره این خدا شده و یا خدا را به صورت دروی یک سکه، یک طرف خیر و یک طرف شر فرض می‌کردند و سعی در باج و خراج دادن به او می‌کردند تا با آنها روی خوش نشان دهد و از شر خلق شده توسط وی به او پناه می‌بردند. اما ادیان سازمان یافته خاورمیانه برای تبعی این خدا و نسبت دادن همه خوبی ها به او دست اختراع خدا یا خدایان دیگری بنا به اهریمن و شیاطین زدند و خود را درگیر دوگانگی متناقضی کردند. تناقضی که هنوز هم برای هم برطرف نشدن و مسئله وجود شر یا شیاطین یکی از دلایل قوی برای رد خدای قادر متعال و رحمان و رحیم است. خواه خودش این شیاطین را خلق کرده باشد، مانند ادیان ابراهیمی یا مخلوقاتی مستقل باشند، مانند اهریمن و افریدهای دین زرتشتی، تا اینجا مسئله در سطح کائناتی بوده است و مغز انسان‌ها هنوز هم درگیر حل و فصل موضوع است. عامل دیگری که مغز خدایان را خلق کرده، باور و آرزوی نابخردانش برای وجود دنیای بعد از مرگ و ادامه وجود با بدون روح نامیرا است. در وحشت ناشی از این تخیلات به این باور رسیده است که خدای نامیرا تنها موجودی است که میتواند در غیاب یار و یاورهای دنیوی در آن دنیا به فریادش برسد و با لطف و عنایتش که ناشی از تعبد اوست او را به بهشت موعود بکشاند. طی زمان و تجربیات اینچنینی یک شبکه جالبی در مغز انسان‌ها شکل گرفته که در یک طرف قشر جلوپیشانی محل ذکاوت اجتماعی، در طرف دیگر سیستم لیمبیک مرکز ترس و استراب و در میانه آنها به عنوان تعریف کننده قشر سیمبولیت قدامی قرار گرفته است. در جوامع نابهنجار مانند ایران و افغانستان بخصوص، اگر بر اساس باورهای دینی بنا شده باشند که ترسها و تجربیات احساسی تلخ فراوانند، قشر جلوپیشانی منطقی به نتیجه میرسد که خدای ساخته شده در سیستم لیمبیک خدای سادیسمی، خشن، نامهربان، انتقامجو، دارای همه صفات منفی است. در این هنگام قشر سیمبولیک کفه ترازوی تعادل و روانشناسی را به طرف قشر جلوپیشانی میکشاند تا از تنش‌های ناشی از خدا بکاهد و انسان با نفی این خدای شرور آتئیست یا آگنوستیک میشد. آتئیست به این معنیه که یک شخصی به خدا باور نداره. حالا این خدا یهوه باشه، الله باشه، یا خدایان یونان باستان باشه و هر خدایی که غیر قابل اثباته و وجودش غیر قابل اثباته باور ندارن. ولی کسایی که آگنوستیک میشن یعنی نمیدونن، ندانمگرا هستن، نمیدونن که این خدا هست یا نیست، میگه من کاری به این موضوع ندارم. حالا بس ما نقش دین در ایرانه، باید یکم
به تاریخ گذشته ما برگردیم که چرا به این روز افتادیم، چرا تسلیم اعراب شدیم، چرا سپاه قدرتمند زمان ساسانیان به راحتی از اعراب شکست خورد و متاسفانه به دین اسلام با خشونت، با بردگی گرفتن ایرانیان، با قتل عام ایرانیان به ایران وارد شد. نقش موبدان زردشتی در سقوط حکومت ساسانیان توسط اعراب مسلمان. ادیان و اعتقادات در بین مردم ایران به مانند مردم سایر کشورها دانه ریشه به خدمت برقراری ارتباط انسانی با یکدیگر و تشکیل جوامع مختلف توسط بشر می باشد. در این میان انسانها به پرستش خورشید، ستارگان، باران، شتر، اسب و غیره و نیز معقولهای متضادشان چون تاریکی، آذرخش، ابر، آسمان، زمستان، مار، عقاب، گرگ و غیره را می پرستیدند تا از آسیبهای آنان در امان باشند. ایرانیان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و متاسفانه در روزگار ما و عصر علم تکنولوژی به علت عدم آگاهی بسیاری از مردم در زمینه‌های علمی مختلف هنوز هم این گونه باور و اعتقادات به وضوح به چشم می‌خورد. ایرانیان تحت تاثیر جادو و طلسم بابلیان و آشوریان بودند. زرتشت بر علیه این خرافات و اعتقادهای بومیان فلات ایران چون پرستش خورشید و ماه و ستارگان برخاست. ایرانیان باستان به زندگی پس از مرگ و پاداش کارهای انسان معتقد بودند. تأثیرهای این اعتقادها هنوز هم در اعتقادها و خرافات ایرانیان امروزی قابل مشاهده است. در دوره هخامنشیان کلی ملت‌های تحت حکومت پارسیان آزاد بودند تا به هر دینی اعتقاد داشته باشند و پادشاهان هیچ دینی را دین رسمی اعلام نمی‌کردند. عامه مردم به چهار عنصر مقدس معتقد بودند: نور، خاک، آب و هوا. ظهور اردشیر بابکان به عنوان سرسلسله ساسانیان و بنای یک جامعه ملی‌گیری باعث قدرت یک رئیس روحانی زرتشتی شد که در نتیجه این امر سرکوب و خشونت توسط رهبران نسبت به مسیحیان نتیجه جز دودستگی بین حکومت و مردم نداشت. حاصل این دودستگی پیدایش آیین‌هایی به مانند مانوی و مزدکی شد. از اولین و مهمترین اصل در حکومت ساسانیان این بود که خاندان شاهنشاهی را از ایزدان و آسمانی نژادان می دانستند و به کسی اجازه تعرض و نافرمانی به ایشان را نمی دادند. این اصول تا 273 سال از روز نخست باقی بود تا اینکه در سال 497 میلادی موبدان زرتشتی، موبدان همون آخوندهای زرتشتی هستند که مثل همین آخوندهای مسلمان، اونا هم دقیقا همین کار رو انجام میدن. یعنی هر کاری که آخوندهای این زمان انجام میدن شک نکنید که آخوندهای اون زمان هم انجام میدادن و چون در قدرت دست داشتن به بدترین شکل مردم، به بدترین شکل ممکن مردم و کشور رو اداره میکردن که به این سرنوشت دچار شدیم ما متاسفانه. موبدان با اشراف کشور همدست شدند و قباد را که برخلاف آیین زرتشتی پیرو مزدک شده بود از سلطنت خلع، زندانی و برادرش جاماسب را به پادشاهی نشاندند. دخالت و ورود موبدان در امور سیاسی تا جایی به طول انجامید که خسرو دوم معروف به خسرو پرویز را از پادشاهی خلع و به زندان فرستادند و پس از محاکمه و محکوم کردن وی پسرش قباد دوم معروف به شیرویه که با موبدان همدست بود به پادشاهی رساندند. از آن زمان بنیاد و پایه‌های حکومت ساسانی به گونه‌ای سست و لرزان شد که در مدت 4 سال از پادشاهی شیرویه تا پادشاهی یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی طبق منابع موجود که از 6 تا 14 تن ذکر شده یکی پس از دیگری بر تخت نشستند. مهمترین سبب آشفتگی اوضاع ایران در دوره ساسانیان این بود که پیش از پادشاهی این خاندان همه مردم ایران پیرو به زرتشت نبودند و اردشیر بابکان چون موبدزاده بود و با یاری روحانیان دین زرتشت به سلطنت رسیده بود به هر وسیله‌ای بود دین نیاکان خود را گسترش داد و چون پایه تخت ساسانیان بر پیشانی موبدان قرار گرفت از آغاز روحانیون نیروی بسیاری در ایران دریافت کردند و مقتدرانه طبقه ایران را مقتدرترین طبقه ایران را تشکیل دادند و برتری خود در پادشاهان را به گونه اثبات کردند که پس از مرگ هر پادشاهی از میان کسانی که حق سلطنت داشتند
کسی را بر نمی گزیدند و پادشاهی انتخاب نمی کردند مگر اینکه تاج را به دست خودشان بر سر می گذاشتند. در تمام دوره‌های حکومت ساسانیان پادشاه همیشه دست نشانده موبدان بود و اگر پادشاهی از جامعه روحانیون فرمان برداری نمی کرد دچار مخالفت موبدان و بدنامی توسط آنان در اذهان عمومی می شد. پروژه شکست ایرانیان توسط تازیان مسلمان بدون سلاح مدرن فیزیکی و تنها با سلاح ایمان به دنیای پرسکولی و شراب در دنیای پس از مرگ امکان پذیر نبود، مگر به کمک آخوندهای زرتشتی اهورامزدا پرست که به دلیل نمایندگی اهورامزدا یا همان خدا بر روی زمین قدرت بیچون و چرای ایران را در دست داشتن. ما دوبار از متاسفانه دین ضربه بدی خوردیم در تاریخ ایران، یکیش زمان زرتشتیان و زمان ساسانیان بود که از زرتشتیان خوردیم که شکست بدی از مسلمانان خوردن و به اینجا کشیدیم. یک بار دیگه هم در سال 57 متاسفانه مردم به دلیل ناآگاهی به سمت یک شخصی رفتن که جز تبلیغ دین با کتاب‌هایی که مردم نخونده بودن و فقط میگفتن این شخص کتاب نوشته و بدون اینکه اطلاعی از مطالب داخل کتاب داشته باشن و اطلاعی از محتوای قرآنش داشته باشن، متاسفانه حکومت رو به دستش دادن. حالا موضوعی که میخوام در اینجا بگم، باور به قدرت مادون بشر و تقدیم سرزمین به ارتجاع میباشد. انقلاب باید فلسفه پیشرو داشته باشد تا با براندازی ساختار اجتماعی کنونی برای ایجاد ساختاری نو که بتواند ثابت کند سعادت آمیز است تلاش کند. شورش 57 که تا حد زیادی توطئه غرب برای مانع شدن از رخنه کمونیست به خاورمیانه با آلت فعل قرار دادن یزی و بنی صدر و خوبزاده و تا حدود زیادی سیاست‌های نابخردانه شاه با بی اطلاع گذاشتن مردم از واقعیت دین و کمونیست و حتی دموکراسی و بی‌سوادی تاریخی ایرانیان بود، بر اساس ایدئولوژی یک گروه به سرکردگی ارتجاعی ترین فرد ممکن یعنی خمینی مردم را به هیجان در آوردند. مردم هم در نتیجه ذهنیت گله‌ای بیمار شایع مغزی به ارث رسیده از گوسفندان است به دنبال آنها را افتادند و بدون این که واقعا فکر کنند که آیا تفکر مدینی 1400 سال پیش پیشرو است یا ارتجایی، سر از پا نشناختند و خودشان را در گودال تاریخ تاریخی انداختند و بعد کنار نشستند تا جاهلترین فرقه اجتماعی بر آنها مسلط شوند و نه تنها اقتصاد بلکه فرهنگشان را به باد دهند. این یک شورش کور بود، نه انقلاب. مردمی که با امید اتوبوس دو ریالی مجانی خمینی را در ماه دیدند و مردم آگاه از ارتجاع نبودند. انقلاب واقعی مستلزم وجود حد اکثر 10% مردم است تا با تفکری پیشرو و بر اساس فلسفه روشن و احتمالاً تجربه شده توسط جوامع دیگر نشکست خورده مانند کمونیست و فاشیست و ملی‌گرایی و نجات پرستی و سلطنت و امثال هم با از خودگذشتگی و عدم داشتن هدف نهایی برای رسیدن به مقام و پول و سکس فراوان در آینده 90% بقیه مردم را به دنبال خودش بکشاند. می دانید چرا انقلاب فرانسه که در کوتاه مدت شکست خورد اما در طولانی مدت اروپا را نجات داد چی بود؟ فلسفه آزادی خواهی اصلی خوشا. متاسفانه ما ایرانی ها هنوز به علت ناآگاهیمون هنوز هم که هنوز دنبال یا شیخی یا شاه که یکی بیاد روی ما حکومت کنه. متاسفانه ما خودمون چون میگیم بلد نیست، چون خیلی همون، نه ای که همه ایرانیا، خیلی از مردممون به علت ناآگاهی بلد نیستیم که درست حسابی فکر کنیم. همش منتظریم یک منجی بیاد، یک کسی بیاد که ناجی ما باشه، یک کسی بشینه اون بالا و بر ما حکومت کنه. مطمئن باشی که هر کسی بیاد روی ایران حکومت کنه، بعد از خمینی باشه، بعد از خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم باشه، اگر تک نفری باشه مطمئنا دیکتاتوریه و هیچ فرقی با گذشته نداره
و هیچ فرقی با امروز ما نداره. حتما حتما این دیکتاتوری میشه چون حکومت تک نفر است، فرقی نداره چه شاه باشه چه شی. ما نیاز به یک حکومت دموکرات، یک حکومت در چارچوب قوانین دموکراسی داریم، نه اینکه یا شیخ بیاد یا شاه. متاسفانه ما هنوز دنبال این. حالا اسلام چه نقشی در فرهنگ ما انسان‌های ایرانی داشته؟ باورهای دینی و فرهنگ و خرافات از دوران کودکی به طور انفعالی و از طریق ایجاد ترس از مجازات و امید پاداشت با شرطی شدن مانند تعلیم به حیوانات خانگی در ذهن افراد فرو می شوند و بیرون آوردنشان مستلزم مغزهای متفکری هستند که به هیچ چیز، به همه چیز شک دارند و همه چیز را زیر سوال می برند و تلقین پذیر نیستند و که کمتر از 5% اجتماع هست همچین ذهنیت هایی وجود دارد در هر اجتماعی. این 5% باید بقیه مردم رو به دنبال خودشون بکشونن و از این تاریکی در بیان. یک عقیده تا زمانی در دایره فکری شخص محدود باشد من این ندارد و برای صاحب خود و دیگران قابل احترام می باشد، ولی این اعتقاد به باور زمانی که به عمل منجر می شود قابل نقد و چنانچه در تضاد با منافع دیگران باشد من و محدود می شود. اگر این فکر آنقدر رواج پیدا کند و به یک هنجار اجتماعی از سوی حکومت تبدیل شود، دیگر نه تنها یک پدیده فردی نیست بلکه علاج آن هم باید اجتماعی و بر عهده عموم مردم باشد. از بزرگترین مشکلات رایج در ایران در طول تاریخ ورود اسلام به ایران و بخصوص در زمان 43 ساله رژیم اسلامی میتوان به گسترش بی اخلاقی و ارزش‌گذاری بر دستورات ناقض حقوق انسانی قرآن 1400 سال پیش اسلام به عنوان قوانین روزمره در جامعه انسانی مدرن سرزمین ایران میباشد. بعد از شورش 57 و انتخاب روح الله خمینی و جمهوری اسلامی توسط مردم، قوانین اسلامی به جای قوانین انسانی در حالی قرار گرفت که دنیا به سمت مدرنیته و عصر جدیدی در زندگی بشری گام می نهادند. یکی از اخلاقی هایی که جامعه ایران در ایران در حال گسترش است، گسترش روزانه و رابطه مستقیمی با فقر دارد، دروغگویی می باشد. تقیه معادل دیگری برای دروغگویی می باشد که روح الله خمینی برای عدم عمل کرد به اعلامیه جامعه حقوق بشر از آن استفاده کرد. دروغگویی علل و عوامل مختلفی دارد، از جمله آن می توان به استبداد دینی و سیاسی توسط حکومت اشاره کرد. این سبک اداره جامعه باعث شده اعضای ضعیف‌تر برای کسب وظایف مافوق در ظاهر و به گونه‌ای نمایان شوند تا منافع را جلب و از سوی جمع مورد طرد قرار نگیرند، اما در باطن چهره‌ای دیگر داشته باشند که این به معنای رواج ریاکاری در جامعه می باشد. از موارد دیگر می توان ترویج بی اخلاقی ها را کودک همسری، نژاد پرستی، ترویج کودک آزاری در مراسم مذهبی، ترویج تنفروشی در قالب صیغه اعدام در ملأ عام، تحقیر و تخریب زنان به علت عدم رعایت حجاب اجباری و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد که از صدر اسلام توسط محمد تا به امروز توسط سران جمهوری اسلامی رواج داده و آن را قانون الهی خوانده. اشاره کنم به چند تا از آیاتی که در خصوص ترویج و تشویق بی‌اخلاقی و خشونت سیستماتیک به توسط جمهوری اسلامی داره اجرا میشه و متاسفانه ناقض حقوق اساسی و اولیه انسان هاست. در سوره نساء آیه 3 مردها رو تشویق کرده به گرفتن 2، 3 و 4 همسری و در این آیه میگه و اگر میترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم در صورت ازدواج با آنان عدالت ورزید، بنابراین از دیگر زنانی که شما را خوشایند
2-2، 3-3 و 4-4 به همسری بگیرید. پس اگر می ترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا یک یا به کنیزانی که بالغ شده اید اکتفا کنید. متاسفانه تو این آیه که اکثر ما شاید تو ایران زمانی که آموزش می‌دیدیم یا نمی‌خوندیم توی مدارس، یا اینکه اگرم خوندیم فقط متن عربیش رو خوندیم و اصلا از متن فارسیش و مغز و مغز و معنای اون خبری نداریم. در اینجا اگر دقت کنیم، ما به تعداد بالای زنان برای به همسری گرفتن و حتی اشاره به کنیزداری که کنیزایی که مالک شدید میتونید از اونام استفاده جنسی بکنید. در آیه 5 در همین سوره نساء در مورد زنان میگه و اموالتان را که خدا مایه قوم مایه قوام و بر پایه زندگی شما گردانیده به سبک مغزان ندهید. بعضی جاها هست که اشاره میکنه که زنان کم عقلترن توی اسلام، توی جاهایی که حکومت های اسلامی هست. دقیقا به این آیه اشاره میکنن، به آیه 5 از سوره نساء که زنان را سبک مغز میشماره. و متاسفانه در ایران ما همچین اتفاقات ایران داره میفته که حقوق زن رو به خاطر اینکه چون از لحاظ مغزی به طبق این آیات نسبت مرد میدونن، میگن از لحاظ مغزی مثل مردان نیستن. و در سوره همین نساء آیه 11 میگه خدا شما را درباره ارث فرزندانتان سفارش میکنید که سهم پسر مانند سهم دو دختر است. اینجا بازم به تبعیض بین زن و مرد اشاره میکنه که متاسفانه دو تا دختر رو با یک پسر یا یک مرد برابر میدونید. حالا بماند در سوره دیگه قرآن مثل توبه به قتل عام کافران، به نجس بودن کافران یا همون کسانی که کافر منظورش اینه که کسی که مسلمان نیست، به اونا هم اشاره کردم. در کنار این خرافات قدیم مانند دین، مانند دین اسلام، متاسفانه در ایران تو شبکه‌های مجازی هم که همه ما شاهدش هستیم، یه موجی از خرافات جدید به راه افتاده که اینم در سایه فقط همین حکومت جمهوری اسلامیه که خرافات لازمی حکومتشونه. فرقی نداره براتون چه دین باشه چه غیر دین باشه، فقط مردم به خرافات باور داشته باشن تا بر مردم حکومت کنن. این رو توی مردم داره اشاره میده و هیچ مخالفتی هم در این زمینه با مردم نداره که اگر به طرف این خرافات هم برن. حالا بهش اشاره میکنم توی من گاهی جرأت خارج کردن خدای قهار در رهبران نیست و مردم تدریجاً به حقیقت پی میبرند، یا آتئیست میشوند یا به باورهای دیگر مانند عرفان پناه میبرند و خدای مهربان را در ذهنشان پرورش میدهند که به اندازه بقیه خدایان تخیلی و خودساخته هستند. اما در این هنگام تعادلی بین سیستم لیمبیک با خدای مهربان و قشر جلوپیشانی منطقی و مستدل و عقلانی توسط سینگولیت برقرار میشود. به این دلایل است که در جوامع هنجار خدایان تدریجاً تا حد زیادی خشونت خود را از دست دادند، اما در کشورهای اسلامی جدیداً خدای قهار و انتقامجویی سر برآورده که به خاطر یک تار موی خانم‌ها سیل و خشکسالی و زلزله و قحطی و حتی سقوط بازار بورس را باعث می‌شود. چنین اجتماعی محیط کشت مناسبی برای دست کشیدن باور به خدا و پرورش آتئیست ندانندگرایی می شود. همان اتفاق مبارکی که در نتیجه رژیم 40 ملاها می باشد. خرافات نگرش یا رفتاری است که بر اساس ترس، تهدید، عادت و عوامل ناشناخته‌ای که به ذهن فرد خطور می کند تا بر اساس نگرشش از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند. امروزه همه ما در شبکه‌های اجتماعی با کانال‌های با محتوای پرمخاطب برمی‌خوریم که هیچ پایه و اساس علمی ندارند
در این میان میتوان به موضوعاتی نظیر ارتباط با روح، انرژی درمانی، طالبینی و آقای ترغیبی عزیز، ممنون میشم که وقت رو در نظر بگیرید. من شاید حداکثر 30 دقیقه هستش. الان شما 30 دقیقتون تموم شده. حالا ممنون میشم جمعش کنید یا بذارید برای جلسه آینده. دو دقیقه یا 3 دقیقه تموم میشه. بله بله بفرمایید. در این میان میتوان به موضوعاتی نظیر ارتباط با روح، انرژی درمانی، طالبینی و غیره اشاره کرد که در اصطلاح به آن شبه علم میگویند. شبه علم در مقابل علم قرار میگیرد و باعث میشود تا مردم از واقعیات عینی دور و به سوی خرافات و باورهای غیرمنطقی سوق دهند که نتیجه این باورها میتواند صدمات جبران ناپذیری داشته باشد. شبه علم یک رفتار، ایده یا باور است که خود را به جای علم جا میزند اما بر شواهد نادرست یا غیر علمی بنا شده است. در این نوع ادعاهای عجیب و غریب خبری از روش‌های علمی برای آزمایش نیست و تنها بر تجربیات شخص یا داستان‌های قدیمی تکیه می‌شود. شبه علم را می‌توان نقطه برابر علم به حساب آورد، چرا که ادعای آن شاید در نگاه اول امکان پذیر و منطقی به نظر برسد اما هیچ اساس و پیشینه تجربی برای آن وجود ندارد. معیارهایی برای تشخیص شبه علم وجود دارد، برای مثال پناه بردن به عباراتی نظیر بر اساس تحقیق دانشمندان تکیه بر همهمل و شایعه یا سوء استفاده ناشانه از واژه‌های علمی مثل انرژی امواج، کوانتوم و غیره. از نمونه‌های شبه علم میتوان به سنگ درمانی، درمان‌های جایگزین، آدم فضایی ها، بشقاب پرنده ها، عرفان کوانتومی، طالبینی، کفبینی، شخصیت شناسی بر اساس ماه تولد یا جایگاه ستارگان و سیارات، ادراک فراحسی، انکار کره‌ای بودن زمین و موارد متعدد دیگر اشاره کرد. اینم در مورد خرافات جدید بود که در طول حکومت 43 ساله رژیم اسلامی متاسفانه دامنگیر ما ایرانیان شده و ما به جای اینکه مثل کشورهای اروپایی به سمت علم و خردگرایی بریم، متاسفانه داریم به سمت دیگری که هیچ پایه و اساس علمی نداره سوق پیدا میکنیم و میریم. من در خدمتم، اگر سوالی هست، موضوعی هست، دوست دارم که موضوع رو بیشتر در گفتگو به عنوان کنیم تا اینکه من بیشتر حرف بزنم. ببخشید اگر زیادم طول کشید. تشکر از شما آقای ترغیبی عزیز، ممنون که وقت رو در نظر گرفتین. در پایان بله، دوستان دیگه هستن که نظراتی دارن، حالا گوش میدیم. امین بلواردی، اگه درست اسمتون رو گفته باشن، در خدمتیم، بفرمایید. با سلام خدمت دوستان عزیز. من اول یک نکته رو خیلی برام عجیب بود، این دوست عزیزمون تمام ادیان رو نابود کردن داخل این سخنرانیشون. بعد من نمیدونم این همه اطلاعات تاریخی رو از کجا جمع کردن. دوست عزیز، ما تو ایران درست حالا یه جنگ رو شکست خورد، ولی ما 3 جنگ داشتیم که یه جنگ رو شکست خوردیم و غرب کشور از دست رفت، ولی اینجور نبود که کل کشور. 300 سال طول کشید که بازم شمال ایران و قسمت‌های غربی ایران دست نوادگان و پادشاه‌های ایرانی بود. من نمی‌دونم شما حالا چجوری. اعراب هم که ما در دوره صفوی، اونم به خاطر یک پارچگی کشور صفوی، چند تا هممون می‌دونیم، شنیدیم هم که اومدن آخوند از کشورهای عربی از لبنان وارد که اونم به خاطر یک پارچگی کشور دین اسلام آوردن. اینجور نبود که از روز اول اسلام همه مردم مسلمان بودن یا زرتشت بودن. بعد شکست ما داخل اونجا، ما کشور ایران، تاریخ ایران، ایران هم اینجور نبوده. ایران هم از کشورهای کوچکتر تشکیل شده بوده، یعنی ما کشورهای دیگر رو اشغال میکردیم، اونا رو به خاک خودمون اضافه میکردیم. اینجور نبوده که با سلام و صلوات و گل و بلبل بریم. کشورهای کوچکتر یا استانهای کوچکتری که با ما مشکل داشتن، خب میرفتن متحد اعراب میشدن. اینکه ما بیایم بگیم همش تقصیر زرتشتیا بوده، زرتشت 8000 سال خدمت داره، آیین زرتشت مال ساسانیان نیست. اصلا چه ربطی به مسیح، اصلا مسیحی ما نداشتیم تو اون حوزه. به مسیحیت در زمان اسلام وارد، اون هم یه سری شهرهای خاص بودن یا یهودی ها و اینا که می اومدن جزیه، کار نداریم اصلا به این چه. بعد اینکه ما بگیم نمیدونم مسلمان ها زمان انقلاب گوسفند بودن، این چه تعبیریه که شما خودتون چقدر از اسلام شناخت دارین یا از ادیان دیگه شناخت؟ چند بار قرآن رو خوندین؟ چند بار انجیل رو تا حالا خوندین؟
کارشناس هستین یا نمیدونم واقعا این چه بقیه نمیدونم گوسفند بودن و نمیدونم اسلام ظالم بود و نمیدونم کی چی کار کرد. ما اینجا با فعال حقوق بشریم، اگه بخوایم همه رو اینجوری بخوایم نظر بدیم همونشون، خب اگه اینجوری اینا هم که بیدینن خب عقل ندارن، اینا میتونیم بگیم بس 7 میلیارد مردم کره زمین که دین دارن بیشعورن و گوسفند، اونایی که دین ندارن اونا عاقل. این نمیدونم واقعا، من اصلا نمیخواستم شرکت کنم تو این جلسه، بعد اینا رو که شنیدم مثلا یه جوریم شده، ما بار اول هم چیز بود. بعد یه نفر که واقعا اگر یه کارشناسی باشه چه میدونم 100 جلد کتاب نوشته باشه، اینم باز نمیتونه به خودش اجازه بده به 1.5 میلیارد مسلمان دنیا مثلا بیاد بگه شما مثلا عقل ندارین که آیتیست نیستین. اصلا آیتیست که خودش فرقن، اصلا دین نیست، فرقن. نمیدونم والا منم شناختی ازشون ندارم، هیچ جام که اصلا به چیز خاصی نیست، یعنی کسی اصلا اینا رو مثل شیطون پرسته و اینا اصلا من نمیخوام تو اینا هم یه چیزی هن همینجوری دور هم دارن میتوان برای خودشون میگردن، ولی اینکه بیایم مثلا به 4 میلیارد مسیحی یا 1.5 میلیارد مسلمون ما توهین بکنیم، اصلا این مردم چین و ژاپن که بودایی هن، اصلا خود بودا طبق تحقیقات جدید یه گوشه ای از سرچشمه زرتشته، اینجور که حالا تحقیقات نشون بده که یعنی ایرانیایی که مثلا اون قسمت میرفتن مثلا آیین زرتشت داشتن، این بودایا با مسلک اینا مثلا حالا یه دینی درست شده به اسم بودایی، حالا یه فرقه درست شده. بعد نباید ما توهین بکنیم، خب این چه چیزی، حالا ما یه سخنرانی میخوایم انجام بدیم عالم و آدم و همه رو نیست و نابود بکنیم که نمیدونم شورش 57 واقعا یعنی چی شورش 57، یا نمیدونم انقلاب اگر امکان باشه براتون میخواید که آقای ترغیبی جوابتون رو جواب سوالاتتون رو بگه. بله آقای ترغیبی بفرمایید. خواهش میکنم، لطف کردین. بله 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 الان ما که من باشم دوست عزیز آقای بلواری، من نمیخوام جواب بدم، فقط من توهین نکردم، بس اگه توهینه توی ادیان توهین به کل انسان هست، توی هر دینی توهین به ادیان دیگر هم هست. فکر نکنین که چون این دینه باید قابل احترام باشه، نه، هیچ دینی قابل احترام نیست مگر این که احترام خودش رو حفظ کنه. وقتی من توی اسلام میبینم، توی قرآن میبینم به من کافر به من میگه کافر و گردنم حلال میدونه بزنه، من چه احترامی به این دین بذارم؟ حالا من توهینی هم نکردم. بعد در مورد آتویست میگی، آتویست اصلا فرقه نیست، اصلا دین نیست، اصلا ایدئولوژی نیست. فرقه ایدئولوژی، ایدئولوژی به این معناست که یک گروه باشه، یک منبعی داشته باشن که اینو اساس کارشون قرار بدن. اصلا شما وقتی خودتونم گفتیم من اطلاعی ندارم در مورد آتویست، وقتی اطلاعی ندارین حالا چجوری میخواین اظهار نظر کنین در مورد آتویست؟ ابتدا یک هم در موردشون بخونین، یک اطلاعاتی به دست بیارین و بعدش حرف بزنین. متاسفانه من توهینم نکردم به هیچ کسی. 57 خیلی از مردم ایران دنبال عوض کردن حکومت یا جا دادن به شخص مثل آقای خمینی نبودن که بیاد یهو بشینه روی حکومت. خیلی از مردم اصلا دنبال این چیزا نبودن، واقعا شورش بود. من اینو میگم شورش، چون حقوق ایرانیا رو بعد پایمال کرد بعدش. این اگه شورش نیست انقلاب یعنی چی؟ کجاش انقلابه؟ من اصلا در مورد ادیانم، در مورد هر دینی که شما میگید من حاضرم حرف بزنم، من مشکلی ندارم تا جایی که اطلاعات دارم. من که کارشناس نیستم درسته به قول شما، ولی دیگه اونقدر مغزم خالی نیست که ندونم در مورد ادیان. مثلا شما در مورد 10 فرمان مسیحیت مثلا چه کاریه که گردن یارو رو بزنن فقط روز تعطیل کار کرده؟ این کجاش احترام به انسانه؟ یا در اسلام چرا باید مثلا یک زردشتی بیاد باید جزیه بده؟ اصلا ما یک مورد مثلا در مورد پیامبرانی که اومده به قول خودشون، پیامبران ادیان ابراهیمی که میگن توی کتابای خودشون دیگه چیزی هست که توی احادیث و روایات خودشون میگن 124 هزار پیامبر اومده. این 124 هزار پیامبر فقط یک عدده،
شما نگاه کنید ما 7000 قدیم 7000 سال تمدن بشری داریم، قدیمی ترینش همون اهرام مصر دیگه توی مصر قرار داره. قدیمی تر از اون تمدن‌های بشری نمی‌دونم جای قرار داره یا نه، من در این مورد اطلاعی ندارم، ولی همین 7000 سالو شما بیاین منهای 1400 سال پیش کنین که این 1400 سال دیگه بعد محمد پیامبری نیومده، میشه 5600 سال، ضرب در 365 روزش بکنین. من اینجا براتون نوشتم. آقای ترتیبی عزیز اگر اجازه بدین دوستان دیگه هم صحبت کنن و شما جواب بدین. این مطلب رو بگم که من اعداد میشه 2,044,000 اگه تقسیم بر 124,000 پیامبرش بکنی میشه 16 روز، یعنی هر 16 روز یه پیامبر اومده. یعنی من مغزم تاب داره اینو قبول کنم، یعنی من توهین به کسی نمی کنم، من فقط نقد می کنم، من انتقاد می کنم که این چیزی که هست، من به کسی نگفتم مغزش خالیه، شما گفتین من توهین کردم، ولی توهین نکردم، فقط این برای عقل من قابل درک نیست که هر 16 روز یک پیامبر اومده، اونم 4 تاش قابل اثبات نیست. من در خدمتم. خب آقای ناصری اگر سوالی یا انتقادی دارین ممنون میشم، بفرمایید. بله ممنونم خانم چگینی. در رابطه با صحبت های جناب ترغیبی، البته من نشنیدم اون کلمه ای که شما گفتین آقای بلواردی و که آقای ترغیبی گفته باشن، که اگه گفته باشن هم که خب واقعا اشتباهه، نباید اصلا همچین کلمه ای استفاده بشه. ما توی کانون دفاع از حقوق بشر هستیم و اینجا هم کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیانه. حالا جدایی از این بحث، ما هر کدوممون یعنی هر انسانی برای خودش یه باوری داره. حالا اون باور، یکی باور به اسلام داره، یکی باور به مسیحیت داره، یکی به یهودیت و یکم کلا خدا ناباوره که همون هم باز باور داره، یعنی همون کسی که خدا ناباورم هست همون هم باور داره به یه چیزی. تا اینجا همه چی اوکیه، مشکلی نیست، ولی به نظر من هر کسی با هر عقیده‌ای محترمه، باید بهش احترام بذاریم. تا موقعی که ما این کار رو انجام بدیم هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما الان توی همین کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان مسیحی داریم، یهودی داریم، مسلمان داریم، کسایی هستن که بهایی هستن، حالا و بقیه یه دین، حالا کار نمیخوام همه رو اسم ببرم، ولی همه و همه داریم به همدیگه احترام میذاریم، داریم با همدیگه کنار همدیگه از حقوق همدیگه دفاع میکنیم و هیچ وقت نباید به خودمون این حق رو بدیم که به کس دیگه توهین بکنیم یا بخوایم کس دیگر رو زیر سوال ببریم، که اگه بخوایم این کارو بکنیم دیگه اصلا جامون توی کانون دفاع از حقوق بشر نیست. یعنی نباید باشیم، چون هدفمون وقت چیز دیگه ای میشه و با اهداف کانون اصلا مغایرت پیدا میکنن. در رابطه با انقلاب 57 یا حالا شما گفتین های تغییر شورش 57، منم نظرم دقیقا با آقای بلواردی یکیه. انقلاب 57 بوده، حالا شما مخالفید، منم میدونم دلیلتون چیه، ولی بالاخره اون توی اون سال توی اون بره زمان انسان‌های خیلی زیادی، حالا با باور کاری به درست و غلطش ندارم که اصلا درست بوده یا اشتباه بوده اتفاقی که افتاده، ولی خیلی‌ها با این باور رفتن جلو که این انقلاب شکل بگیره. حالا ممکنه رهبری که انتخاب کرده باشن اشتباه بوده باشه، مردم اون موقع ناآگاه بودن، اینو من کاملا قبول دارم، اگه آگاه بودن شاید می‌رفتن رساله‌های خمینی رو می‌خوندن، میدیدن چه برنامه‌هایی برای 10 سال و 20 سال آیندهش داره و قطعا پیرو اون شخص نمی بودن، ولی خب مردم اون موقع ناآگاه بودن، اینو کاملا قبول دارم و پیرو خمینی شدن و این اتفاق افتاد، ولی اینکه بخوام بگیم اون شورش بوده و کسای دیگه ای اومدن این رو رقم زدن، من خودم بهش باور ندارم و میگم شاید اون در واقع اون استارت اولیه رو از جای دیگه خورده باشه، ولی مردم ایران دنبال روش بودن و با باور خودشون این انقلاب رو رقم زدن، اشتباه بوده، من الان قبول دارم اشتباه بوده، ولی این اتفاق افتاده. من فعلا صحبتم کوتاه میکنم، نمیخوام خیلی صحبت بکنم، مایک رو رها میکنم خانم چگینی تا بقیه دوستانم صحبت کنم.
تشکر از شما آقای ناصری عزیز. حالا قبل از اینکه آقای ترغیبی پاسخ خوب باشن، من آیدی خانم کوثر ولیزاده رو دیدم، اگر هنوز هم تمایل دارین که صحبت کنید میتونن مایکو برای شما آزاد کنن، اگر نه که دوستان دیگه صحبت کنن. بله نیستن. خب آقای بولواردی میتونید صحبت کنید که در پایان آقای ترغیبی جوابتون رو بدن، یعنی در واقع پاسخ خوب باشن. بفرمایید آقای بولواردی. ممنونم از لطفتون. بله ممنون از آقای کریم ناصری. ما نباید فراموش بکنیم که توی چه جایی داریم کار میکنیم، و من چند بارم مثلا خودم گفتم تو بعضی از جلسه ها که ما افکارمون برای خودمونه. زمانی که افکارمون یه سلاح بشه به طرف دیگران، مشکل به وجود میاد. اینکه ما حالا یه سری اطلاعات رو بخوایم بیایم بگیم که آقا نمیدونم مسلمان ها اشتباه میکنن، خب دیگران فلان میکنن. حالا شما همین اروپایی که دارین توش، من خودم توی آلمان دارم زندگی میکنم، روست از شما اساس صنعت دنیا رو که بریم نگاه کنید، از هندستان، که هندستان از دانشمندهای مسلمان، یعنی شما همون شاتلی که سال 1969 امریکا اپولو 11 رو فرستاد به ما، شما اون محاسبات هندسیشو که برین در بیارین میبینین که از فیثاغورسه، یه مسلمان بوده. یعنی شما هندسه پل سازی، چه میدونم نقاشی، از هر هنری که برین، حالا من ایرانو چون ایرانی هم غرور دارم، اینا ایران اصلا نمیگم، شما هنر مسلمان ها رو فقط، یا دوره گوتیک، دوره گوتیک داخل اروپا تو مثلا قرن 15 و 16 و یا دو معماری ویکتوریایی، خب اینا همه مال مسیحیت، اینا همه مسیحی بودن، کار نداریم، حالا پروتستان بودن، اوانگلیش بودن، یا نمیدونم چیز بودن، یا خود داوینچی، یا اصلا هر کسی، اینا دین داشتن. این که شما بخوای بیای مثلا توهین بکنی بگی الان اروپایی‌ها چون دین ندارن پیش، نه دوست عزیز اصلا اینجور نبوده. انقلاب فرانسه هم که شما برین نگاه بکنین، یه انقلابی بوده که اولین انقلاب بوده، نه از اولین انقلاب نبوده، از شما از امپراتوری روم باستان انقلاب بوده، همون شورایی که داشتن سزار رو چجور اومدن برکنار کردن، خب اولین انقلابی بود که اومدن سزار رو تو سنا کشتن، خب این انقلاب بود دیگه، اونا اومدن انقلاب کردن. اینجور نبوده که حالا فرانسه مثلا مهد تمدن بود و یه مقدار، حالا دوستان، حالا من خودم زیاد اطلاع، ولی خب هستن کسایی که مثلا مطالعه دارن، میدونن حالا یه سری چیزای کوچیکو میشنون، بعد تعجب میکنن، میگن خب آخه این اطلاعات باید یه صحت و سوق میداشته باشه. این که ما بیایم شمشیر رو هر رو ببندیم همه رو نیست و نابود بکنیم، بچه‌ها بگیم من اعتقاد ندارم، یا شما منو نمیشناسین، افکار شما رو میبینن، میشنون صداتونو، همین افکار شما خب شناخت بهتون پیدا میکنن. کسی که حقوق دیگران هم نمیخواد رعایت بکنه، خب دیگران هم حرفشو گوش نمیدن. ممنون ازت. تشکر از شما آقای ترغیبی عزیز. اگر مایل هستید که پاسخگو باشید بفرمایید. بله اولا بگم اینو که آقای بولواردی عزیز، من هم توی این کانون هستم، من هم مدافع حقوق بشرم، منم به همه ادیان، به همه باورها احترام میذارم، ولی باورهایی احترام دارند که احترام خودشون حفظ کنن و در چهارچوب خودشون بذارن. شما مثلا توی اروپا یک شخص نمیتونه اون باورها، اون تفکرات، اون دین خودشو به بچهش انتقال بده، چون این مخالف قوانین امروز بشریته، چون دین رو شخص بعد 18 سالگی انتخاب میکنه. من نمیدونم، توهین نکردم، ولی چیزایی که هست، اتفاقاتی که هست، آقا توی جامعه ایران ما یک خانم اگر روسری سرش نباشه میزنه تو سرش، این به خاطر قوانین اسلامی، به خاطر قانون حجابه. یک شخصی اگر بی دین میشه، بی خدا میشه، طبق قانون اسلامی میبرنش تو زندان اعدام میشه. اینجاست که احترام خوبه، ولی وقتی از طرف ادیان، از طرف دینی مثل اسلام، طبق قوانین خودش، طبق قرآن خودش، احترامی برای من قائل نیست، من بی احترامی نمی کنم، فقط نقد می کنم. در ضمن دانشمندانی هم که گفتیم که نمیدونم مسیحی بودن و مسلمان بودن و ناسا فلان کرد و این چیزا، یک همه
یک مسائلی که باید خیلی باز بشه. مثلا خیام خودش یک منجم بود، ریاضیدان بود، یک شاعر بود و همین مسلمان ها اینقدر زدن توی سرش، اگه بری تاریخش رو بخونی، اگه بری کتاباش رو بخونی، اینقدر زدن توی سرش که بیچاره کور شد، کنار یه باقی دفنش کردن، دوباره از اونجا درش آوردن، جسدش هم رحم نکردن. این مسلمان نبود. آقای زکریای رازی همینجور. یعنی کسایی که توی ایران بودن امثال رازی و امثال خیام، اینا اصلا مسلمان نبودن، اینا شکگرا بودن، اینا به همه چیز شک میکردن، به بهشت و جهنم و همه چیزش هم شک میکردن. اینجور مثال ها رو باید باز بشه. متاسفانه اینجا جاش نیست، نمیتونم زیاد بیشتر بازش کنم. با تشکر از شما آقای ترغیبی عزیز، چون دوستان دیگه هم هستن و سوال دارن، ما منتظر میمونیم که بعد شما دوباره پاسخگو باشین. بله شما درست میگین، شما توهین، همین که میگین که توهین نبوده حرفتون، برای ما سند هست. و اینکه شاید نوع ادبیاتی که شما در واقع ارائه دادید انتقاد دوستان رو برانگیخته. خب به ترتیب آقای اکبر محمدی، خانم افتخار و کوثر ولیزاده. ممنون میشم مایک آزاد بشه به ترتیب تا دوستان اگر سوالی دارن یا انتقادی دارن بفرم. آقای محمدی بفرم. درود خدمت همه دوستان. من فقط میخواستم اینو یادآوری کنم که ما اینجا در کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیانی، وقتی در اسلام میگه که یه شما میتونی به زن تو کتک بزنی، من نمیخوام از این دفاع کنم، ولی اگر همون مسلمانی که به این حرف اعتقاد داره مورد ظلم واقع بشه، من وظیفه دارم ازش دفاع کنم، ولی از اون عقیده وظیفه ندارم دفاع کنم. و عقیده که اشتباهه. وقتی شما در قرآن اجازه بهتون میده که از کنیز استفاده کنید، یک مردی رو که باش مشکل دارید بکشید، زن شما منو کنیز بیارید تو خونه هر کاری میخواهید بکنید، این عقیده اشتباهه. ولی به هر حال یک مسلمان به این اعتقاد داره و اگر مورد ظلم واقع بشه، وظیفه من اینه که ازش دفاع کنم و به اون کسی که ظالم بگم که تو حق نداری به خاطر طرز تفکرش تا وقتی به کسی آسیب نزده بهش آسیب، ولی وقتی به کسی آسیب زد، اون موقع دیگه بحث اصلا از دفاع و چیز میاد کنار، چون شما دارید به خاطر عقیدتون به یک نفر آسیب میزنید و این از چیز خارج میشه، از حقوق بشر کلا خارج میشه. ولی تا وقتی شما به عنوان یک مسلمان هر چیزی که حتی من قبولش ندارم بهش اعتقاد دارید، به کسی آسیب نزدید و اگر مورد ظلم واقع شدید، وظیفه من به عنوان یک انسان اینه که از حق شما دفاع کنم. چون بعضی دوستان فکر میکنن که دفاع از حقوق ادیان یعنی که طرف هر عقیده اشتباهی انداز شما باید از اون دفاع کنید. به نظر من اینطوری نیست. تشکر از شما آقای محمدی. خانم افتخار عزیز بفرمایید. ممنونم ازتون. به نرد خسته نباشید. خدمت همه. یه موضوعی رو جناب آقای ترغیبی فرمودن، گفتن که اسلام تو ایران میگه که اینجوری اونجوری زن و فلان کنید بکشید یا هر چیز دیگه. ببینید جناب ترغیبی، من تجربه خودم رو میگم بهتون. خب من تا توی ایران بودم، تا توی این دو سه سالی که الان اومدم اینجا، یعنی واقعا توی ایران که بودم متنفر بودم، واقعا توی همین جا، همین برای توی این یوتیوبی که داره پخش میشه دارم میگم، متنفر بودم از اسلام، چون فکر میکردم که واقعا این بلاهایی که داره از سر من به عنوان یک زن توی ایران میاد و حقوقی که از من داره ضایع میشه به خاطر اسلامه. ولی وقتی روز اولی که اومدم اینجا، دقیقا فکر کنم توی خب دیگه هممون تو کمپ بودیم دیگه، اولش که اومدیم اینجا توی همون کمپ با یه خانم آلمانی هم صحبت شدم و آشنا شدم، که فکر می‌کنم این موقع که نشستیم با هم صحبت می‌کردیم اینا، من یک لحظه میونه حرف ایشون پرید که ایشون مسلمونه. یه خانم خیلی خوش چهره بدون حجاب و خیلی روشن فکر مسلمون بود و من اونجا برای من اصلا یه شوک بزرگی بود. پس این که مسلمونه چرا بدون حجاب نشسته جلوی من؟ چرا نمیدونم داره اینقدر چیزایی رو میگه که اصلا تو ایران من نمیدیدم. و هر چی که گذشت فهمیدم که عیب از اسلام نیست. من قبول دارم این دین مال 1400 سال پیشه، ولی حرف سر اینی که 1400 سال پیش مردم سطح علمشون، سطح درکشون و چیزشون اصلا با آدم الان قابل قیاس. حتی بچه کوچیکی که از کودکی خود ما رو نمیتونی با بچه‌های الان مقایسه بکنی. پس یعنی که چی؟ یعنی که واقعا
شاید واقعا این سلسله مراتبی که این پیغمبرا و ادیان مختلف اومدن در واقع نشون دهنده این هست که همه این ادیان از طرف یه خدای یکسانی اومدن و هر کدومشون نکته مهمش اینجاست که هر کدومشون به موقعی که مردم در سطح فکر حد مردم بوده نیاز اون زمان بوده اومدن. خیلی از چیزا اصلا ما دیگه نمیدونم جنگ و کشت و کشتاری نداریم که بخواد بره یه مرد 4 تا زن بگیره یا نمیدونم حق زن چه. اینا فقط و فقط مسئله اینه که توی ایران ما آخوندا دارن از این مسئله استفاده ابزاری میکنن فقط و فقط برای اینکه به اهداف خودشون برسن و هر کاری که دلشون میخواد بکنن اون رو به اسلام نسبش میکنن. و ما که به قولی چی میگن سطح فکرمون توی ایران فقط توی هم با همه محدودیتایی که برامون ایجاد میکردن و اینترنت رو ببندن و محدودیت از اون ببندن و آموزش بچه‌هامون رو کلاسای رسمی و قرآن و آخوندی و چیزای خودشون بکنن، چون سطح فکرمون در همون حد بود به همون حد فکر میگن که واقعا اسلام اینه. من اینجا که اومدم دیدم واقعا شاید الان ما داریم میبینیم تو عربستان هم اسلامه، ولی آیا عربستانی که قبلا اجازه نمیداد زن پشت فرمون ماشین بشینه و رانندگی بکنه الان شما ببینید داره چیکار میکنه؟ مگه دبی یه کشور عربی نیست؟ شده قطب قدرت دنیا. با همون مسلمان فهمید که بعد اسلام و دینش رو از سیاستش جدا بکنه. یعنی همه جا این دین هست، همه جا محترمه، من کاری به اونش ندارم، به غلطاش به اشتباهاتش کاری ندارم. بالاخره میگم هر دینی برای سطح فکر مردم اون زمان خودش اومد و الانی که به قولی زده الان خیلی چیزا با عقل و درک ماها نمیخوره، هیچ جوره به مغزمون نمیتونیم خودمون رو قانع بکنیم که واقعا اینی که داره درست انجام میشه و اونی که تو اون کتاب نوشته واقعیت و الان من به عنوان من انسان امروز میتونم اینو بپذیرم. من اینو قبول دارم کاملا، اما بحث ما ایران، بحث ما اتفاقاتی که تو ایران داره میفته و اتفاقات ایران فقط و فقط دست نشسته آخوندایی هست که تو ایران خودشون همشون اقامت کشورهای دیگر رو دارن و به قولی گرین کارت همه چیشون سر جاشونه، فقط واسه چیز خودشون دارن، به قولی تو ایران واسه سرگرم کردن مردم. من یه مثال خیلی خیلی کوچولی میزنم و مایکرو رها میکنم، یه اسخایی میکنم، شاید خیلی مثال قشنگی هم نیست ولی یه چیزی که خیلی تو میونه ما ایرانی ها کاملا برای گوش هممون آشنا هست. میگن یه آخوندی توی مسجد رفت بالای منبر و گفتش که اگر که بچه شما روی فرش خونتون جیش کرد اون رو ببرید، اون یه تیکه اون به هیچ عنوان حلال نمیشه، اون رو ببرید و بندازیدش بیرون. اومد خونه دید نصف فرش خودش نیست، گفت چرا چی شده خانم؟ گفت که به خاطر اینکه بچه جیش کرده بود، خودت گفتی بالای منبر که بندازم. گفت من اونو برای بقیه گفتم، اونو برای سرگرم کردن مردم، نه برای خونه خودم. بحث در اینه که استفاده ابزاری که توی ایران داره میشه از دین، دین اسلام شاید واقعا خیلی سوشان تو کشورهای دیگه اینجوری نیست، مردم دارن آزاد دینشون رو زندگی میکنن، ولی تو ایران داره ازش استفاده ابزاری میشه. مرسی، ممنونم. من مایک رو رها میکنم. خب تشکر از شما خانم افتخار عزیز. البته این که واقعا بعضی از قوانین در اسلام وجود داره، همونطوری که خانم بانو مریم حبیبی اعلام کردن و در واقع در سخنرانیشون بود، بعضی از قوانین متاسفانه حالا به جز ایران وجود داره هنوز. بعد حالا آقای ترغیبی عزیز اگر احیانا میخواین جواب بدین ما مایکو برای شما باز میکنیم، و بعد دوست عزیزمون ندا غفاری. بفرمید آقای ترغیبی. بله، مرسی که وقت دوباره به من داری. خانم افتخار عزیز، همکار گرامی، در مورد حجاب و اون خانم آلمانی که گفتیم توی آلمان و گفتیم قبلا توی ایران متنفر بودیم، جا خوشتون اومد از اسلام و از بحثا، شما نگاه کنید ما یک منشور کوروش داریم، هیچ شخصی تا به حال به خاطر این خودش رو منفجر نکرده، گردن کسی رو نزده و به هیچ کسی تجاوز نکرده، یک حقوقی روش نوشته که مال 2000 سال پیشه و هنوز هم هیچ کس به خاطر این منشور هیچ شخصی رو نکشته. ولی متاسفانه ما یک سندی داریم به اسم قرآن که به خاطر این قرآن داعش ظهور میکنه، القاعده ظهور میکنه، طالبان ظهور میکنه و قوانین رو اجرا میکنن، میگن این قوانین اسلامیه.
خب این چه کتابیه، این چه دینیه که هر کس یک برداشت شخصی ازش پیدا میکنه؟ چرا باید اینقدر خشونت بار نوشته بشه این کتاب؟ از طرف همون خدا، همون الله یک اومده، چرا باید اینقدر خشونت بار باشه این الله که هر کسی یک برداشت ازش داشته باشه؟ من نمیدونم کجای این کتاب در مورد عشق نوشته، در مورد محبت، در مورد دوست داشتن، کجای این کتاب نوشته؟ برین بخونین، با معنی بخونین خواهشن. از طریق افراد اگر بخوای نگاه کنی، این خوب بوده، این مسلمان خوب بوده، اون بد بوده، اصلا همچین چیزی نمیتونی درک کنی. شما باید منابع رو و کتاب خدا قابل تغییر هم نیست. متاسفانه اینه قوانین انسانی امروز حاکمه. اگر بر عربستان یک خانم، در عربستان یک خانم میشینه پشت فرمون و رانندگی میکنه، فشار جوامع غربی آمریکایی بر این کشوره که همچین اجازه رو به خانما میدن، این دیگه قوانین انسانیه، قوانین الهی و اسلامی نیست. ما اینا رو باید نباید فراموش کنیم. و میگن شما میگین آخوندها خودشون میان این طرف عشق و حال و قوانین رو برای مردم ایجاد میکنن، قوانین رو برای مردم اجرا میکنن. من سوالم اینه، اون خانمی که، اون مادری که سال 67 بچهش آورد جلو دوربین و گفت تو مرتد شدی و گزارش داد که بکشنش، قاتلش بشن، این که دیگه حاکم نبود، این دیگه آخون نبود. این دستورات لایتغییر الله است که در قرآن اومده. این متاسفانه به هیچ کس رحم نمی کنه. کسی که از دینشون خارج میشه، گردن زدنش دیگه واجب میشه. خیلی از کسایی که توی ایران بودن به خاطر ابراز عقیدهشون، همین مسیحیتی که هست توی ایران، چند نفر مسیحی ماهیانه، روزانه، سالانه در ایران به خاطر تغییر عقیدهشون و برگشت از اسلام به زندان و توی زندان‌ها دارن آبخونکشون میکنن. من نمیدونم شما آقای ترغیبی عزیز، حالا اگر اجازه بدین دوست دیگه‌مون خانم ندا قفاری هم سوالشون رو بپرسن، شما شاید کامل‌تر بتونین پاسخ بدین. تشکر از شما. بفرمایید خانم ندا قفاری. سلام میکنم خدمت همگی، خسته نباشید، همه همکاران عزیز. من در رابطه با در واقع صحبتی که خانم افتخار فرمودن میخوام این موضوع رو مطرح بکنم. البته که خب ما حالا اول از همه که ما به همه ادیان احترام میذاریم، هر کسی با هر عقیده قابل احترام برای ما، بحثش شداست. ولی به هر حال یه دوست دیگه عزیزمون هم گفتن که خب وقتی یک کسی پیروی دینی هست و خب ما میبینیم که در حقش ظلم میشه، و هر ما وظیفمونه که به عنوان یک کسی که به هر حال در راستای حقوق بشر فعالیت میکنه، خب به هر حال جاری اون ظلمو بگیریم. ولی خانم افتخار فرمودن که اسلام تو ایران با اسلام بقیه جا فرق میکنه. اسلام همه جا یه جا هست به نظر من، و قانونی ثبت شده است و مشخصه. شما وقتی که سوره نساء، آل عمران، محمد یا یه سری سوره های دیگر که میخونین توش که یه سری کاملا و خیلی مشخص و بارز یه سری قوانین رو توش نوشته، شما نمیتونین بگین که این قانون توی آلمان یه جای دیگه فرق میکنه. اون تفاوتی که هست تو قانونی که تو اون کشور داره اجرا میشه، یعنی تفاوت بین اونی که شما توی آلمان یه سری قانون دارین، قانون کشوره، نه قانون اسلام. اون چیزی که تو اسلام کاملا مشخص، حالا اگر توی کشوری مثل آلمان، نمیدونم مثلا یک مسلمون، قوانین اسلام حاکم درش نیست که شما اگر یک گناهی رو مرتکب بشین حکمتون اعدام باشه. اعدامی وجود نداره که شما اعدام بکنن. اون بحثش کاملا جداست، یعنی واقعا نمیشه اصلا به هم ربطشون داد یا قاطیشون کرد. توی اسلام شما وقتی مشروب بخوری مجازاتت شلاقه و شما گناهکاری. شما اگر در مسلمان باشی و حجابت رو رعایت نکنی گناهکاری، در آتش جهنم خواهی سوخت. این چیز مشخص و کاملا بدیهیه، یعنی اینو نمیشه انکارش کرد. و فکر میکنم که این مسائل، این که حالا اسلام تو ایران با اسلام جای دیگه فرق میکنه، اون ربطی به قوانین اسلام نداره. و اینکه خب در مورد اون آخوند هم، پس اگر اینطوری بخوایم فکر بکنیم که یک آخوندی یه حکمی رو میده برای خودش نیست، برای بقیه است، پس اون وقت یه نتیجه میشه گرفت که توی اسلام هم یه سری از قوانینی که واقعا همونجوری که خودتون هم گفتین با عقل ما اصلا جور در نمیاد و همش خشونت و کشتن و اعدامه، پس برای بقیه بوده، برای خودشون نبوده. یعنی یه چیزی از اون درآوردی میشه گفت پس بوده، اگر بخوایم اینطوری بهش فکر بکنیم. من صحبتمو کوتاه میکنم و ما رو رها میکنم. همه که خسته نباشید.
تشکر از شما خانم غفاری عزیز. من هم کاملا موافقم که واقعا استبداد دینی همونطوری که آقای ترغیبی هم گفتن سبک اداری جامعه رو تغییر میده. کودک همسری، کودک آزاری، صیغه اعدام، تحریم، یعنی ما هم تو رسانه که خانم افتخار عزیز مسئولش هم هستن ما بارها شاهد اعدام هستیم. همین تصویر سر بریده مونا حیدری نمونه بارزش و نمایش خشونت فوق تصوری که بیش از هر چیز ریشه در قوانین ناکارآمد ایران و میتونیم بگیم یعنی در واقع وجود داره و ایجاد امنیت برای زنان رو از بین برده. تک تک اونایی که مدافع و مبلغ کودک همسری هستن در واقع اونو توصیه میدن و در واقع اونو رواج میدن و ایجاد ناامنی و خشونت و مسائل اجتماعی که مسئولش در واقع همین افرادی هستن که این قوانین رو اجرا میکنن. خب دوستان عزیز، خانم رضاوند عزیز هستن که مایکو اگر دوستان آزاد کنن برای ایشون، در خدمتشون هستیم. سلام مجدد و خسته نباشید. من یه مطلب رو میخوام عرض کنم. هم میشه گفت حق رو داد به خانم افتخار، هم نه. کلی میخوام عرض کنم. ببینید قوانینی که ادیان نوشتن مثل قانون اساسی زمان قدیم بوده که نوشته شده، ولی همیشه قوانین باید تغییر بکنن، یعنی پیشرفت در گروه تغییره، نه؟ ولی متاسفانه تو ادیان فرق نمیکنه چه دینی. اصلا من مثلا اسلام نیست، چه مسیحیت چه یهودیت، اصلا همون تورات خودتون میدونی، حتی زرتشت باشه، مشکلی که وجود داره شما امکان تغییر ندارید درش، در قوانینش. همونطور که الان میبینید 1400 سال حتی ادیان دیگه هم همون رو میان میخونن و عین همون هم مثلا میخوان اجرا بکنن. حالا یه فرقی هست، شما میاید چیکار میکنید؟ قانون مدنی دارید، میاید طبق قانون مدنی عمل میکنید. طبق اسلام شما اجازه دارید 4 همسر رسمی داشته باشید، چه بسا عرب ها و یا کشورهای عربی اجرا هم میکنن. من دوستان عرب دارم و میان اجرا هم میکنن. اما مثلا ما تو کشورم قانون مدنی داریم این اجازه رو نمیده، شرط ها و شروط ها. اما مشکلی که ما داریم، این دلیل تو ایران یه مشکلی که وجود داره، قوانین درسته که ایران سختگیری میکنه، کشور عربستان یا کشورهای دیگه نمیکنن، اما اون قانونشون بر اساس اسلام شاید نوشته نشده. الان من یه قسمتی رو براتون میخونم تو مقدمه قانون اساسی. میگه چی؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. یعنی میگه ما یه چیزی داریم به اسم قانون اساسی داریم، مثل آلمان، مثل کشورهای غربی میتونن بنویسن تقویمون عمل کنن، اما قانون اساسی ما یعنی برابر هر چرن چی که شما قوان اصول رو ببینید، هر چی که میگه اگر مطابق شرع باشد مگر اینکه مخالف شرع نباشد، یعنی همه چی باید تطبیق داده بشه به اسلام. پس این قوانین در اسلام هست، این اسلام واقعی هست. منتها یه وقت ما یه قوانینمون به قول شما دین رو از سیاست جدا میکنیم، طبق اون عمل نمیکنیم، ملایم ترش میکنیم. میگه اونی که دیندار خودش میدونه، ولی قوانین اجازه نمیده. ببینید همجنسگرایی ممنوعه تو همه ادیان. اون وقت تو کشور خیلی جاها مثلا شاید براشون احکام اعدام حساب بشه، جرم بشه، نمیدونم زندانی بشه، خیلی موارد. اما تو کشور تو کتاب انجیل هم ممنوعه، تو تورات هم ممنوعه، همچی چیزی ندارن، به شدت برخورد میکنن، ولی حق ندارن کسی که به این سمت میره رو زندانی بکنن، قدرت اجرایی ندارند. کسی که اعتقاد قلبی خودش اجرا نمیکنه، اما تو قوانینشون نیست. پس قوانین در کتاب ها هست، در اسلام هست، در تورات هست، در انجیل هست، ولی دیگه دولت بیاد بگه من طبق این عمل میکنم، عربستان طبق اون عمل نمیکنه، بی حجابی میذاره، ولی مثلا امنی ترکیه هم مثلا حجاب اجرا میکنه، ولی کسی هم اجرا نکرد حکم زندان براش نمیذاره. اون خواسته خودشه یا خانواده‌اش رو مجبورش میکنه باید حجاب داشته باشی، ولی اجرا نمیشه. فرق ما اینه که قانون اساسی ما بر اساس قرآن نوشته و اجرا میشه، مشکل ما اون حکم اجرا داشتن اونه. ممنون، من مایک رو رها میکنم. تشکر از شما خانم رضاوند عزیز و دوستان دیگه، آقای بلواردی و آقای جعفری و آقای ترغیبی به ترتیب میتونن انتقاد نظر خودشونو بگن.
بفرمایید. ممنونم از که دوباره وقت به من دادین. من یه نکته بگم، حالا در مورد قوانین ادیان صحبت شد. خب دوستان عزیز، ما شما ببینین عرب قبل از اسلام چی بوده، یا اروپای قبل از مسیحیت چی بوده، یا قوانین مدنی، اصلا مدنیتی اصلا وجود داشته تو اروپا؟ شما میدونین الان حضرت محمد که اسم پدرشون عبدالله بود، یعنی قربانی الله، اصلا چطور شد اسم پدرش شد عبدالله؟ اینا قربانی کردن کودک شما اصلا تجربه دارین، دیدین، میتونین حس بکنین؟ آدم خاری، از نبود بهداشت، بیماری های واگیردار وحشتناک، اصلا مدنیتی نبوده. اصلا شما برین تحقیق بکنین، اصلا تاریخ رو برین بخونین، ببینین کشور، اصلا کل اروپا یا کشورهایی که دین داخلشون نبوده. حالا یک موقع است آقا ما با دین مشکل داریم، بله، ولی واقعیت که نمیتونیم قایم بکنیم. شما عرب و اروپایی قبل از مسیحیت، همین روم باستان، مردم رو مینداختن تو این کولیزیوم تو ایتالیا. من خودم میلان رفتم از نزدیک دیدم، تو روم، توی روم رفتم دیدم. شما ببین مردم رو مینداختن تو کولیزیوم، ببر ول میکردن که اینا تیکه پاره بشه، مردم هورا میکشیدن، گلادیاتور مینداختن و وسط، میگفتن هزار نفر آدم رو مینداختن و وسط. الان گاوبازی شنو هست تو اسپانیا، قبلا به جای این گاوه آدم بوده. هزار نفر آدم رو مینداختن تو این کولیزیوم، تو این استادیوم 100,000 نفری، میگفتن یک نفر فقط میتونه زنده بیاد بیرون. شما چه تصوری از این داره؟ مثلا میخواستین دین بیاد بگه که من الان برای شما همتون ایمیل میفرستم، شما مثلا آروم باشین؟ خب به اون زمان خودش نگاه بکنین، به عرب جاهلیت که مثلا از گشنگی شما چرا دخترها رو زنده به گور میکردن؟ برای که هیچی نبود، کشاورزی نبود، هیچی بهداشتی نبود، بچه ها همه گشنه بودن، دختر میگفتن غذا میخواد بخوره، پسر میتونه کار بکنه، و هزار یک دل دختر رو زنده به گور میکردن. خیلی هم که گشنه میشدن حمله میکردن به قبیله بغلی. حالا ما 4 ماه حرام داخل اسلام داریم، خیلی هم نمیدونن این 4 ماه حرام مال قبل از اسلامه که به اسلام وارد شده. اینا از بس که به هم حمله میکردن، قبیله ها به هم حمله میکردن، همو میکشتن، سران قبایل جمع شدن گفتن بابا بس، نسلمون داره منقرض میشه، 4 ماه از سال به هم دیگه حمله نمیکنه، که همون محرم و سفر و ذی‌حجه و ذی‌القعده خودمونه، که همه فکر میکنن، من مطمئنم 90% مردم ایران یا جای دیگه فکر میکنن اصلا مال اسلام، دست مال اسلام نیست، مال قبل از اسلامه. اینا به هم حمله میکردن، راهزنی میکردن، همو میکشتن، میخوردن، اصلا توی اروپا همه آدمخوار بودن. شما بربرها، ما فقط یه فیلم دیدیم که اینا بربر بودن، معنی بربر رو نمیدونی یعنی چی، یعنی که حمله میکرده، زنتو میکشته، بچه‌تو میخورده، خودت هم تیکه پاره میکرد. شما مثلا مسیحیت می‌خواستی مثلا بیاد چجوری، یا اسلام می‌خواستی چجوری؟ نه، میگن رضا شاه بد بود. خب اگر رضا شاه این حجاب اجباری، بابا سال 1300 به سفیر کبیر انگلستان برین خاطرات، 1312 توی تهران مبادله کالا به کالا مردم انجام میدادن، یعنی تخم مرغ میدادن نون میگرفتن. خب اگر رضا خان اجبار نمیکرد این حجاب اجباری، که ما هنوز داشتیم سوار کالسکه میشدیم. واقعیت که نمیتونیم مقایسه بکنیم. حالا بگیم آره اسلام اومده گفته نمیدونم زن حق نداره، میتونی 4 تا زن بگیری، بابا اینا بس که همو میکشتن، تمام مردم یتیم بودن، زنا همه آواره بودن، فساد بود، آدمکشی بود، دزدی بود، راهزنی بود. شما ببینید آخه چه مدنیتی قبل از اسلام یا هر دین دیگه‌ای بوده. بعد خروجی رو نگاه بکنیم، ببینید زمانی که اسلام اومده، زمانی که مسیحیت اومده، هنر پیشرفت کرده، اقتصاد پیشرفت کرده، تبادلات بوده، مردم رفتن. و قبلش چه بوده؟ حالا تاریخ ایران رو بخونید، یا بابلیا با آشوریا می‌جنگیدن، آشوریا با فینیقیا می‌جنگیدن، ماتا با پارسا می‌جنگیدن، پارسا با پارتا می‌جنگیدن. خروجی وقتی نگاه بکنی آدم بعد میگه که انصاف هم داشته باشه. حالا من مشکل دارم با یه دین، مشکل دارم با ادیان، مشکل دارم با طرز فکرشون، مشکل دارم، چرا 4 تا زن یا آقا شما نگید، اجازه به داده اجبار کنه که 4 تا زن نگید. تشکر آقای اگه اجازه بدین دوستان دیگه هم شرکت کنن، خیلی ممنون. تشکر از شما. آقای جعفری بفرمایید. با سلام خدمت همه عزیزان و عرض خسته نباشید. حالا حکومت دینی متاسفانه، حالا فرق نمی کنه که دینی باشه، کلن یه مشکلی که ایجاد می کنه اینه که
یه دوگماتیست معمولا وارد میکنه. و حالا اصل به اصلاح خود دین شاید خیلی چیز بدی نباشه، قوانینی بوده که به هر حال برگرفته از دستورات خداوند برای رفاه بشر بوده. معمولا افرادی که اومدن و حاملان دین بودن، اینا معمولا کسایی بودن که سعی کردن قوانین به نفع خودشون تغییر بدن. شما یکی به اصلا نگاه بکنین، قبلا کلیسا به شکلی بود که حکومت رو به شکلی به اصلا دست گرفته بود که تمام افرادی که سابقه علمی داشتن یا به هر حال میخواستن کارهای علمی اینا انجام بدن، از جمله مثلا گالیله، به دست حکومت کلیسا از بین رفت، کشته شد. و تا همین چند وقت قبل هم کلیسای کاتولیک کلن اعلام میکرد که بهشت رو میفروختن، تا اینکه مارتین لوتر اومد و این به اصطلاح کلن بهشت یه جا خرید و اعلام کرد که آقا من بهشت چیز جهنم رو به اصطلاح خرید و دیگه از این به بعد همه راه بهشت میتونن به اصطلاح برن، دیگه زمینی برای فروش جهنم وجود نداره. این دقیقا یه به اصطلاح قانونی هست که الان تو اسلام هم متاسفانه داره پیاده میشه. حکومت اسلامی، یعنی در واقع میشه گفت که حکومت عقلی، نباید بگیم حکومت اسلامی، اینا هم قوانین اسلام، قانون اساسی رو خب از خودشون که بلد نبودن از فرانسه آوردن، ولی خب در کنار هر کدوم از مواد قانونی یه چیز همونجور که خانم رضاوند هم فرمودن یه اصلاح بند بهش اضافه کردن که مخالف با شرع مقدس نباشه. حالا شرع مقدس هم باز این چیزی بوده که خودشون تعریف کردن، یعنی این چیزی که به هر حال ساخته یه ذهن خودشون بوده و این متاسفانه همیشه باعث این شده که تو طول تاریخ این قوانین و قواعد یه جوری باشه که به هر حال به ضررش به مردم عادی و به اصطلاح چیز میرسیده. و حالا بحث متاسفانه زیاد هست و وقت هم کمه، نمیشه خیلی به اصطلاح به این مسائل پرداخت بیشتر از این. ممنونم از این که مایی که در اختیار من قرار دادید. تشکر از شما عزیزمون آقای ترغیبی، اگر مایل هستین بفرمایید. سپاس که مایک رو دوباره در به من دادیم که صحبت کنم. آقای بلواری عزیز میگن عرب قبل از اسلام این بود و دختر رو زنده به گور میکردن و فلان میکردن و از این حرفا. عرب بعد از اسلام چیکار کرد؟ بردهداری و قوانین الهی قرار داد. زن گرفتن، چند زن گرفتن رو به عنوان قوانین الهی قرار داد. تجاوز به کودک، امروز که ما زیر 18 سال کودک میدونیم قانونی کرد از 9 سالگی. حتی عایشه خودش زمانی که محمد اون گرفت 7 سالش میگن بوده الا 9 سالش. این چجور قوانینیه که از طرف الله اومده؟ نباید الله مهربان، رحمان و رحیم با قوانین انسانی فرق داشته باشه قوانینش؟ واقعا نمیدونم، وقتی این بحث دین میاد لایتغیره، تغییر پذیر نیست در صورتش. این یعنی دیکتاتوری، یعنی 1400 سال پیش هر کاری محمد کرده، هر کاری علی کرده، ما باید اونو انجام بدیم، چون قابل تغییر نیستیم، چون دستورات خدا که حرف میزنه حرفش یکیه، نمیشه تغییرش داد. حالا بموند که معلوم نیست این خدا چجور حرف میزنه، کسی تا حالا نگفته این خدا چی و چگونه است و همش یه چیزی در میزنن که وجود نداره، قابل اثبات نیست، علمی نیست. خدا، جهنم، بهشت، حوری، نمیدونم شیطان، اینا اصلا چیزایی که قابل اثبات نیست. متاسفانه تا حالا قابل اثبات هم نبوده، فقط ما یاد گرفتیم، ما چون از بچگی بهمون گفتن اینا رو یاد گرفتیم، توی مغزمون کردن، مغزمون ظرفیت اینو داشته که یاد بگیره.
ولی زمانی که شک میکنیم میفهمیم مثلا پدر مادر من چیزی در مورد این نمیدونن، فقط اونا بهشون انتقال پیدا کرده. این چیزها رو ما کسب کردیم، اکتسابی بشیم و شک کردن درونش هم خیلی خدا دوست نداره، دوست نداره بهشون شک کنی و شکاتو برطرف کنی. در زمان محمد خودش هم راهزنی میکرد، اگه قبل اسلام راهزنی میکردن محمد خودش هم راهزنی میکرد، چجوری مال مردم و کاروانها رو میگرفتن. تا زمانی که توی مکه بود مهربان بود، سنگ میزدن بهش، هیچ کسی هیچ چیزی هم نمیگفت، حتی محمد حرفی از دهنش در نمیامد، بهش فوش میدادن، سنگ بهش میزدن، تردش میکردن. زمانی که رفت قدرت گرفت، کمپ حرف بدی نمیتونم بزنم، یک کمپی رو تشکیل داد که از فقرا و اطرافیان خودش جمع جور کرد، اونجا اون کمپ رو تشکیل داد، شروع کرد به قتل و غارت، به کشتار. اینا چیزی که تو قرآنش هم اومده، حرف من هم نیست. سوره توبه، سوره بقره، سوره نساء، همه این سورات رو بخونه کلی توش هست. و یادمون نره ما قبل از اسلام. تشکر از شما آقای ترغیبی عزیز، چون فقط 3 دقیقه وقت دارین، دوستان دیگه هم هستن. ما قبل از اسلام فقط اینو بگم، ما منشور کوروش داشتیم، اینو یادمون نره، همش کشت و کشتار و بی‌قانونی چیزا نبود، یادمون نره اینا. کلی آثارش هست در خدمت من. خب آقای اکبر محمدی و سپس بانوم خانم بیرجندی عزیز، سپس خانم بیرجندی عزیز میتونند نظرات خودشون رو بگن. بفرمایید آقای محمد، در خدمتتون. من فقط میخواستم به آقای امین بلواری بگم که ظلم با ظلم فرق میکنه. یعنی قبل از اسلام چون ظلم میکردن، حالا اسلام مجازه که بیشتر ظلم کنه. قبل از اسلام اعراب صد تا از هم میکشتن، بعد از اسلام اعراب صد تا از ایرانی ها، مصری ها، مراکشی ها میکشتن. یعنی الان چون اونا قبل از اسلام عرب میکشتن، حالا دارن بقیه رو میکشن، فرق میکنه این ظلم. ما وظیفمون دفاع از حقوق بشره، هر بشری به هر نحوی مورد ظلم واقع بشه شما باید بگید. حالا چون در لوای دینه قابل توجیهه، بعد میگن هنر بعد از ادیان پیشرفت کرده، پس اهرام مصر چیه؟ پس نمیدونم تخت جمشید چیه؟ اینا چیزای قیاس محل فارغه. ما داریم در مورد بحث از حقوق از بشر صحبت میکنیم و در هر کجای دنیا بشری مورد ظلم واقع بشه، وظیفه ما اگر اطلاع داشته باشیم باید افشاگری کنیم و اینکه بخوایم توجیهش کنیم که این به خاطر دین بوده و دین اومده درست کرد. اونا 100 تا میکشتن، حالا که دین اومده 50 نفر کشته شدن، پس اون 50 نفر چی؟ اصلا یک نفر. اون یک نفرش اون وظیفه، اون حق نداره که زندگی کنه، حالا دین به اسم دین اومدن کشتنش. پس این قیاس محل فارغه که ما بگیم نشون قبل از ادیان مدنیت نبوده، همدیگه رو میکشتن، حالا اینا اومدن چون کمتر کشتن اینا کارهای خوبی کردن، اینا مجوز بهشون بدین که آرشون شما به جای 100 نفر 20 نفر رو کشتید، حالا شما مجوز دارید که این کارو ادامه بدید، سالی 20 نفر بکشید به جای سالی 100 نفر. و این به نظر من کاملا مقایسه بسیار اشتباهی بود که شما بخواد بگید چون قبل از ادیان مردم همدیگر رو میکشتن، حالا این ادیان اومدن بهتر کردن. نه، ادیان اومدن زندگی رو بهتر کنن، ولی آیا اتفاق افتاده یا نه؟ اگر اتفاق افتاده بود که الان وضعیت این نبود. مثلا دوران کلیسا، قدرت کلیسا بیشترین کشتار در اروپا اتفاق افتاد و وقتی این دین رو از حکومت جدا کردن اصلاح شد، اروپا شد اروپای امروزی. اگر هنوز دین دخالت داشت در حکومت، الان مسیحیت عین اسلام ایران بود، عین حکومت ایران بود که دین و حکومت با هم مختلطن و مردم دارن قربانی این قضیه میشن. تشکر از شما خانم بیرجندی عزیز، بفرمایید. عذرخواهم خانم چگینی، من وسط صحبتم پریدم. قبل از که خانم بیرجندی صحبت کنن، فقط این بحث کمی دو طرفه شده. اینو عذرخواهی کنم از دوستان و خواهش میکنم که این بحث رو دو طرفه نکنید، نظر خودتون رو فقط بگید و خیلی هم ممنون دیگه، همدیگر خیلی مخاطب قرار ندید که خواهد این بحث دو طرفه ادامه پیدا بکنه. عذرخواهم، ببخشید. خانم بیرجندی بفرمایید. بسیار عالی. سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان و خسته نباشید. من چند تا مورد فقط خواستم بهش اشاره کنم. یکی این که در تمام ادیان حقوق بشر هیچ جایی نداره و هیچ چیزی ازش عنوان نشده، یه چیزی غیر قابل انکار، یعنی واقعا نمیتونیم مثلا این کارش کنیم. تو هیچ کدوم از ادیان صحبتی از حقوق زن، مرد یا هر چیز دیگه
یا همون حقوق بشر عنوان نشده. بعد اینکه دین اسلام و در واقع بخوایم شیعه رو با هم دیگه مقایسه کنیم، یه تفاوت خیلی بزرگی هست. ببینید توی تفسیر دین اسلام توسط مجتهدین و فقهای شیعه کاملا متفاوته با اسلام سنی، و در واقع اونا حتی 12 امام هم ندارن، منتظر منجی هم نیستش دین اسلام در مذهب سنی، و ولایت فقیهی هم قبول ندارن. خب این یه تناقضیه که در شیعه هستش، و اونم خب دلیلش رو میدونیم چرا که شیعه اینجوری هست، به خاطر حالا در واقع گسترش دین شیعه در دنیا هستش، و اینکه اکثر قوانین و دین شیعه رو هم مجتهدین و فقهای شیعه از نهج البلاغه امام علی در واقع استخراج کردن. این یه موضوع که میخواستم بهش اشاره کنم. و یک موضوع دیگه که شنیدم، البته خب اینو من کسی رو خطاب قرار نمیدم، فقط یه چیزی میگم، اون که علم در واقع هر روز داره خودش پیشرفت خودش رو میکنه، و اگه ما بخوایم اینو عنوان بکنیم که دین اومده و به پیشرفت علم در واقع کمک کرده، که بسیار صحبت اشتباهیه، چه بسا که در طول تاریخ دیدیم که در خیلی مواقع دین مانع از پیشرفت علم بوده. حتی آقای تقریبی هرچا اشاره هایی کردن، و یه چیز خیلی که همه هم بهش آشنای، خود نیوتن، قانون نیوتن به خاطر اینکه مخالف بود با دین زندانی شد، و هزاران اتفاق دیگه که براش افتاد. پس اینو نمیتونیم ما بگیم که دین باعث پیشرفت علم شده، اینا دو مقوله کاملا از هم دیگه جدا هستن. و یه موضوع دیگه هم میخواستم فقط بهش اشاره کنم، این که صحبت کردن دوست عزیزی فرمودن که 10 فرمان مسیحیت، خواستم بگم که 10 فرمان مربوط به تورات و قوانین موسی هست و برای یهودیان هستش، یعنی این رو برای مسیحیان نمیشه بگیم 10 فرمان مال مسیحیت، مال یهودیان هست. و آقای ناصری عزیز، من فقط جهت اطلاع میخوام بگم این رو، اصلا اینجا جای بحثش هم نیست میدونم، و در واقع نمیشه اینجا راجع به صحبت کرد، فقط راجع به انقلاب 57 که شما فرمودین، من ارجاع میدم شما رو به صحبت‌های 3-4 روز پیش خانم فرح دیبا، که رسما خودشون در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردن که حالا اون رو فتنه یا کودتای 57 عنوان کردن، و در واقع یه پرده برداری کردن بعد از 43 سال البته. حالا اگر که دوست داشته باشین میتونید اون فیلم رو ببینید، شاید بشه در این زمینه یه تجدید نظر کرد. ممنون از اینکه به من مایکو دادین. تشکر از شما بانو بیرجندی عزیز، با سخنان و در واقع حرفای کامل کننده بسیار عالی بود. خب آقای شفافی عزیز رو داریم، اگر لطف کنین مایکو آزاد کنید که استفاده کنیم. بفرمایید. سلام دوستان، من متاسفانه نتونستم از ابتدا تو جلسه باشم، یه مقداری گوش کردم در واقع صحبتی که میخواستم بکنم. یکی این که ما قرار نیست که حرفامون رو تحمیل کنیم به همه، یک که آقای ناصری به خوبی گفتن که بحثو دو طرفه نشه، هر کی نظرشون میگه تموم میشه، یکم جواب میده دیگه میره کنار، یعنی نیاز نیست هی به هم بگیم. اما دو تا مطلب رو خواستم یادآوری کنم. تاریخی که دارید ورق میزنید که گذشتگان وحشی بودن، بعدیا خوب بودن، بعدیا وحشی بودن، گذشته‌ها بودن، اینا همه تاریخه. شما همین الان تاریخی که ما در زمان پهلوی خوندیم با تاریخی که شما الان در زمان جمهوری اسلامی میخونید فرق میکنه. تاریخو همیشه صاحبان قدرت نوشتن، معیار نمیتونه باشه، هیچ وقت معیار قرار ندید. خب این یه قضیه است، و بابت همین به هم پافشاری نکنیم، یعنی فقط استناد میتونیم بگیم اینو شنیدیم. جمله آخر که من اصلا دست بلند کردم، بیام خانم بیرجندی در رابطه با خانم فرح دیبا برمیگردم، میگه که ایشون اعلام کرده که این شورش بوده و فتنه بوده. من معذرت میخوام، ایشون چرا بعد 43 سال یادش افتاده؟
زمانی که همسرشون سال 14 آبان سال 57 اعلام میکنه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ایشون کجا بود؟ داشت گوش میکرد. چطور بعد 43 سال یادش افتاده و الان اظهار نظر میکنه؟ من خواهش میکنم تحت تاثیر این کلمات قرار نگیرید. انقلاب انقلاب بوده، سخنرانی من هم هست، میتونیم بریم گوش بکنید. انقلاب انقلابی بوده که انجام شده، چون شورش نیست. شورش زمانی شورش میشه که مردم حرکت کنن، دولت سرکوب کنه. وقتی سرکوب میکنه میشه شورش، میشه فتنه. اگه سرکوب نتونه بکنه، قدرت میگیره، برای خودش تغییرات ایجاد میکنه، تحول ایجاد میکنه، نتیجتا میشه انقلاب. کودتا هم باز با اینا فرق میکنه. کودتا یک گروه معینی میان قدرت رو به دست میگیرن، ولی انقلاب همه چی رو دگرگون میکنه و این دگرگونی رو ما در ایران داشتیم. حالا یه عده بهره برداری کردن، سر بقیه کلاه گذاشتن و و و اونها تعریفای خودشو داره. اینه که با یه کلمه مثلا خانم فرددیبا ما نباید بپذیریم ازش، چون الان بعد 43 سالشون یادش افتاده که اعلام نظر کنن و بگن که این فتنه نبوده و فتنه بوده و شورش بوده. چطور 43 سال قبل همسرشون اعلام کرد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم؟ من بد نیست اینا رو برید بخونید تو تاریخ، از 14 عرض کنم که آبان 1357. آره. بعد دومی که مطلب دیگه که میخواستم بگم، ببخشید خیلی کوتاه، لطفاً وقتی صحبت میکنید حالت توهین به دیگری نداشته باشید. لطفاً مثلا بر نگردیم بگیم نمیدونم عرب مثلا فلان، یا نمیدونم فلان اینجوری، یا مثلا این دین اینجوری، این دین اونطوری، این دین نیست اصلا، دین اونجوریه. اینا رو لطفاً این کلمات رو با هم بهتر برخورد کنیم، چون هر کدوم از این ادیان طرفدار خودشون رو دارن. من ممنون میشم که اینم دقت بشه. مرسی. تشکر از شما آقای شفایی عزیز که با صحبتاتون ما رو آگاه‌تر کردین. آقای ترغیبی عزیز اگر کوتاه میتونین جمع کنین، که چون سخنران بعدی ما وقتشون داره از بین میره. تشکر، بفرمایید. سپاس. چشم، حتما کوتاه خلاصه میگم. در مورد علم و هنر که اگر چیزی مثل ادیان رو سرش نبود مطمئنا پیشرفت زیادتری داشت. همونطور که الان که ما در این جهان وجود داریم، 400 سال پیش گالیله شروع کرد و به خاطر حرف زدنش، به خاطر اینکه اثبات کرد زمین کرویه، حرف زد، متاسفانه زندانی و اعدام شد. و ما از اون سال 400 سال گذشته که از تلسکوپ گالیله به تلسکوپ جیمز وب رسیدیم که فردا اعماق جهان رو نشان میده. ما اینو فراموش نباید بکنیم که 400 سال از این امر گذشته و ما در این حد علم پیشرفت کرده و امروز به یک راحتی بیشتر نسبت به قبل رسیدیم. در سایه علم فقط ندیم. فقط همین خواستم بگم. ممنون میشم. خب آقای شفایی رو داریم، بفرمایید آقای شفایی. من فقط خواستم یه جمله تصحیح کنم. کوپرنیک کشته شد اما گالیله زندان شد و به حبس ابد محکوم کردن و بعدشون عذرخواهی کرد از کلیسا. 700 سال پیش بود که سال 2006 پاپ اعلام کرد که ما از گناه به اصطلاح ایشون تبرئه شد. یعنی در واقع سال 2006 کاتولیکا آقای گالیله رو تبرئه کردن، ولی گالیله رو اعدام نکردن، زندان کردن، چون عذرخواهی کرد، گفت نه حق با شماست، من اشتباه کردم، ولی کوپرنیک رو کشتن. من خواستم اینو توضیح داده باشم 700 سال پیش. تشکر بابت سخن تکمیلیتون. آقای بولواردی لطفاً کوتاه اگر صحبتی دارین بفرمایید. ممنونم ازتون. فقط یه نکته خواستم بگم که من بیشتر منظورم
یعنی تو صحبت هم گفتم دانشمندای مسلمان و مسیح، نگفتم دین اسلام و دین مسیح باعث بهتر شدن هنر یا هر چیزی یا دانش شدن. یه مثال بگم، حالا دوستانی هستن در آمازون هنوز دین بهشون نرسید، حالا دفاع دین نمیخوام کنم، ولی هنوز نیزه پرتاب میکنم به هلیکوپتر. اینم ثمره بیدینی. خب میتونین بره البته فیجی هم فکر میکنم تا 50-60 سال پیش هنوز آدم میخوردن، الان تفریگاه شده سمت فیجی و اون طرف. اینم حالا گفتم که مقدار جواب هست. ممنون از تشکر از شما و همه دوستانی که صحبت کردن، اظهار نظر کردن، نقد کردن، پاسخگو بودن. اگر اجازه بدین به سراغ سخنران بعدی میریم، خانم شراره هادی‌زاده رئیسی با موضوع دین و موسیقی در ایران. در خدمت شما هستیم خانم هادی‌زاده، اگر آماده هستین لطفاً دستتونو بالا ببرید. بارم که خسته نشده باشید. سخنرانی خودم رو شروع میکنم. از اونجا که دامنه تمدن اسلامی جز عربستان کشورهای بسیاری از جمله مصر، ایران، هند، آفریقا رو در بر میگیره، موسیقی در جهان اسلام نیز با تنوع و گوناگونی روبرو بوده. موسیقی تا پیش از گسترش وسایل ارتباط جمعی در جامعه نقشی پررنگ نداشت. لذا فقه اسلامی در گذشته به موضوع موسیقی و غنا ورود همه جانبه ای نکردند و تنها با اون به چشم موضوعی که برخی افراد با اون در ارتباط هستند نگریستند و لذا در باب اون فتوا و دستوری صادر کردند. دلیل این امر رو میتونیم نخست در آمیختگی آوازها و سرودها با مسائل حرام دیگه دونست. همین آمیختگی برای مسلمانان آن زمان کافی بوده تا از اون پرهیز کنند. دوم، اندک بودن موارد و کم تأثیر بودن موضوع خوانندگی و سرود در جامعه بود که تا زمانی که رادیو و تلویزیون وسایل صوتی اختراع نشده بود و همه مردم جامعه به نوعی با اون سر کار نداشتن، از این رو گاهی پیشوایان دینی این دو مفهوم یعنی موسیقی و غنا رو به جای هم به کار بردن، تا جایی که به نظر میرسد در این زمینه خلطی صورت گرفته. فقها بیشتر غنا رو به معنی خوانندگی یا آواز در نظر گرفتن که طرب انگیز بوده و مناسب مجالس لهو و لعب باشه. موسیقی رو هم به معنای صدای برآمده از آلات موسیقی تنها به موسیقی سازی محدود ساختن. مسلمانان نواختن و شنیدن موسیقی غنایی و آموختن و داد و ستد ساز به نیت اجرای موسیقی غنایی رو حرام میدونستن که با توجه به برداشت‌های گوناگون از مفهوم غنا برای برخی این تحریم بخشی بزرگ و برای برخی دیگه بخشی بسیار کوچیک رو شامل می شده. از دیدگاه فقهی غنا به موسیقی گفته میشه که موجب بشه شنونده به حالی در بیاد که قدرت تعقل از اون سلب شده و احساسات بر اون به گونه ای مستولی نشه که بدون چی فکر میکنه یا چه کاری رو انجام میده. با آغاز حکومت جمهوری اسلامی سید روح الله خمینی حکم به ممنوعیت پخش موسیقی از رادیو تلویزیون داد. اون موسیقی رو شبیه تریاک میدونست و معتقد بود گوش دادن به موسیقی افراد رو احمق و مغز اونها رو پوچ و غیر فعال میکنه. با این حال هم در سالهای اول انقلاب و هم در زمان جنگ ایران و عراق سرودهای اسلامی و انقلابی رواج پیدا کردند. اما با پایان جنگ تولید این گونه آثار هم فروکش کرد. از اولین ترانه های انقلابی و اسلامی میتونیم به ترانه خمینی ای امام و برخیزیده شهیدان اشاره کنیم. سید علی خامنه ای به ندرت نظرات خودش رو به صورت علنی در مورد موسیقی ابراز کرده، اما این باور وجود داره که نقش اساسی در تهدید موسیقی ایران در سالهای بعد از انقلاب داشته. ایشون در سال 1374 نظریه‌ای در زمینه موسیقی منتشر کرد که به گفته مصطفی میرسلیم وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارشون رو مشکل کرد. خامنه‌ای گفته بود هر چیزی که پدیده موسیقی را در جامعه رایج و اون رو عادی سازی کنه ترویج محسوب میشه. با توجه به اینکه در زمان ما موسیقی لهوی بر غیر لهوی غلبه دارد، با
باید جلوی ترویج آن را گرفت، زیرا وقتی این امر در جامعه رواج پیدا کرد، حرام نیز در جامعه گسترش می‌یابد. اگر زمانی رسید که موسیقی حرام مطلقاً در جامعه وجود نداشت، یعنی موسیقیدان‌های متدینی پرورش یافتند که آثار هنری آنها غیر لحظی و حلال بلکه مقرب الله شد، آن وقت تشکیل آموزشگاه و نمایشگاه اشکال ندارد. اما امروز این گونه نیست و وضع موسیقی کشور نامطلوب است، یعنی موسیقی لحو مزل بر موسیقی غیر لحظی غلبه دارد. بنابراین در این شرایط ترویج موسیقی جایز نیست. نظام سیاسی فقهی و فرهنگی جامعه ایران به اقتضای ایدئولوژی حاکم بر فرهنگ و هنر به خصوص موسیقی بیش از 40 سال است که فشار مضاعفی را بر هنرمندان اعمال می کند. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران وابسته به مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به تازگی تحقیق مفصلی از تاریخ پرفراز و نشیب موسیقی در تاریخ 44 ساله جمهوری اسلامی منتشر کرده و نشون داده که چطور اختلاف‌ها در برداشت از متون دینی این هنر خیال‌انگیز رو در این سال‌ها به بند کشیده. موسیقی، پیکرتراشی و هنر به معنای عام کلمه بعد از به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در ایران همواره از قرائت‌های سفت و سخت فقهی در رنج بودند. اما حیات و پیشرفت خودشون رو هرچند با موانع زیاد و حرکتی هند همچنان ادامه دادن. آسیب‌های این ممنوعیت‌ها حتی در بدنه کلام نظام جمهوری اسلامی نیز خودش رو نشون داده، به طوری که با گذشت بعد از 40 سال از برقراری حکومت دینی در ایران، سیاست یک پارچه و واحدی در برخورد با حوزه‌های هنری به معنای کلان آن وجود نداره. هر دولتی در برخورد با مقوله موسیقی راه و روش تقریبا متفاوتی رو در پیش گرفته. این اختلاف‌ها و سردرگمی‌ها از همون روزهای ابتدای انقلاب 57 در بدنه مدیریتی و فقهی نظام نوپای جمهوری اسلامی خودش رو نشون داده و رفته رفته قرائت فقه از بر موسیقی و هنر غلبه معنادار پیدا کرد و تا پایان جنگ به تسلط خودش ادامه داد. هرچند که در میان فقها هم اختلاف بر سر موسیقی و زیر و بم و حرام و حلال بودن اون ادامه داشته و همچنان ادامه دارد، تاریخ موسیقی در جمهوری اسلامی از هر نوع و جنسش تاریخی پرفراز و نشیب و تلخ و متضاد با فقه شیعه حاکم بر قوانین چنین نظامی داشته. موسیقی رو شاید بتونیم بزرگترین قربانی جهان هنر در نظام دینی جمهوری اسلامی بدونیم. هنری که بیش از سایر هنرها زیر ذره بین فقهای شیعی بود و هست و همچنان از حساس‌ترین ابعاد هنر در ایران محسوب میشه. جمهوری اسلامی و حاکمان آن گمان میکنند آنها میتوانند طبع بشری را که در ازنای تاریخ با موسیقی که یکی از مهمترین هنرهاست هم‌آمیزه شگفت‌انگیزی پیدا کرده وادار به اطاعت و گوش نسپردن کنند. اما گذشت تاریخ نشون داده که طبع بشری را میتوان مدیریت کرد اما نمیتوان با آن مقابله نمود و حذفش کرد. تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی نشون داد هر چقدر فشار بیشتر شد، موسیقی خود رو قوی تر ساخت و از جای دیگر سر در آورد. برابر یکی از نظرسنجی‌های دانشگاهی در سال 1393 که از 804 نفر در جامعه آماری و به صورت تلفنی در شهر تهران و بین شهروندان 15 تا 45 ساله صورت گرفت، بالای 78% شهروندان 15 تا 45 سال تهرانی شنونده انواع موسیقی هستند. نکته جالب در این پژوهش درصد گرایش به موسیقی پاپ و لس‌آنجلسی در میان این گروه سنیه که در زمان انقلاب مسن‌ترین آنها 4 ساله بود. 52.6% موسیقی پاپ ایرانی، 48% موسیقی پاپ لس‌آنجلسی و تنها 28.6% موسیقی سنتی ایرانی و 26.3% موسیقی مذهبی. گرایش های دیگر مانند رپ، موسیقی زیرزمینی و موسیقی راک و کلاسیک خارجی نیز در این نظرسنجی ها وجود دارد که تمامی آنها در منازعه با دیدگاه رسمی و هسته سخت مخالف آموزش و ترویج موسیقی است. اگر با اندکی مسامحه دو گونه موسیقی سنتی و مذهبی رو
گرایش های مورد تایید ساختار و هسته سخت جمهوری اسلامی ارزیابی کنیم، اون وقت این نظرسنجی معنادارتر میشه و از شکست تمامی تلاش های 40 ساله قرائتی جمهوری اسلامی برای حزب موسیقی خبر میده. قرائتی که این روزها عقب نشینی های سختی کرده و دیری نیست که تصمیم به بگیره صدای زنان رو نیز به شکل رسمی مباح اعلام کنه. در جمهوری اسلامی و از همان بد و شکل گیری اون، نزاع سخت بین جریان سنتی با جریان مدرن برای نوع مواجهه با هنر در جریان بود که هنوز این مواجهه و منازعه ادامه داره. جریان تندروها با تکیه بر فتوای روحانیون سنتی و محافظه‌کار و فشار بزرگانشون در حوزه‌های علمیه سعی داشتن خواسته‌های طبیعی شهروندان رو عقب برانن. این عقبه نظری البته پشتیبان عملی قدرتمندی در ساختار حکومت از یک سو و در بدنه جامعه یعنی نیروهای فشار مذهبی از دیگر سو داشت. همان بدنه‌ای که با زور و فشار و تحت نام دفاع از دین و مقابله با اباحه‌گری و ابتذال در سالهای اولیه انقلاب به مراکز موسیقیایی ریختند و سازها را بر سر برخی از نوازندگانشان خرد کردند و خوانندگان بسیاری را به کوچ اجباری کشاندند. خوانندگی زن را حرام و ممنوع کردند. فرهاد فخرالدینی از علی تجویدی روایت کرده که در سالهای اولیه انقلاب به منزلش ریختند و سازش را خرد کردند. این دو تن در زمره برجستگان موسیقیایی بودند که جمهوری اسلامی در سالهای اولیه انقلاب همه آنها را از رادیو و تلویزیون بازنشسته و خانه نشین کرد و یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های آنها که گلها بود را حذف کرد. اما 20 سال بعد جبر روزگار و شاخه دیگر از جمهوری اسلامی با بودجه دولتی ارکستری تشکیل داد به نام ارکستر ملی که نخستین آثار آن با ساخته‌هایی از علی تجویدی و شعری از بیژن ترقی و صدای محمدرضا شجریان در تالاری به صحنه آمد که از یادگارهای فرح پهلوی بود. حسین زمان خواننده ایرانی آنچه بر موسیقی ایران در این سالها گذشت را برای بی بی سی اینطور روایت می‌کند. او به روزهای بی نغمه و ترنم اشاره کرده و می‌گوید بعد از بهمن 57 موسیقی برای مدتی به فراموشی سپرده شد و حتی سرودهای روزهای اول انقلاب بدون موسیقی بود و کسی جرأت به کارگیری ساز را نداشت چون موسیقی و اهالی موسیقی به شدت مورد غضب بودند. برخی سازها کم کم در برخی تیتراژهای برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی با وسواس و محافظه‌کاری زیاد به کار گرفته شدند. به گفته او با شروع جنگ جای خالی سرودهای مهیج و تاثیرگذار در ایجاد جو حماسی بین مردم احساس می‌شد و حاکمیت برای تهییج جوانان برای حضور در جبهه‌های نبرد و بالا بردن روحیه مقاومت در مردم دست به دامان اهالی موسیقی شد. آن هم به صورت بسیار محدود و در حد سرودهای انقلابی و مارش‌های نظامی. در این رابطه صدا و سیما به فعالیت‌های موسیقیایی خود افزود. البته که هنوز هم همراه داشتن ساز در معابر عمومی جرم محسوب می‌شد و با فرد خاطی برخورد می‌شد. آقای زمان همچنین به آثار ماندگار زمان جنگ ایران و عراق اشاره کرد. در جریان جنگ برخی از اساتید موسیقی به واسطه تقدیر از مقام رزمندگانی که برای دفاع از وطن می جنگیدن آثار خوبی عرضه کردند. از جمله این هنرمندان می توان از اساتیدی همچون محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و شهرام ناظری نام برد. اما جنگ که تمام شد، حکایت موسیقی ایران دیگر شد. حسین زمان در این باره تاکید دارد بعد از جنگ برای اینکه نقش پیروزی پررنگ‌تر شود و مصائب جنگ کمرنگ‌تر جلوه کند، تولیدات موسیقی در صدا سیما بیشتر شد. البته بیشتر تولیدات سفارشی و مناسبتی بودند و خوانندگان هم اکثرا به نوعی کارمندان صدا سیما بودند و استقلالی نداشتند. این روند تا اوایل دهه 70 یعنی سال 74 یا 75 ادامه داشت. یعنی تنها شاهد تولیدات موسیقی صدا سیما و پخش آنها بودیم که عمدتاً در مناسبت‌ها اوج می‌گرفت و در شرایط معمول با محدودیت روبرو بود. به گفته آقای زمان تنها تولیدات موسیقی مستقل مربوط می‌شد به برخی هنرمندان عرصه موسیقی سنتی و موسیقی پاپ محلی از اعراب نداشت.
اما موسیقی پاپ کم کم در ایران پا گرفت. حدود سال 74 یا 75 بود که جمعی از خوانندگان علاقمند به موسیقی پاپ از جمله حسین زمان به گفته خودش تحت حمایت اساتیدی همچون فریدون شهبازیان و بابک بیات پا به عرصه موسیقی گذاشتند. از خوانندگان دیگر این عرصه می توان به افرادی چون محمد اصفهانی، خشایار اعتمادی، علیرضا عصار و سپس به کسانی مانند قاسم افشار و شادمهر عقیلی اشاره کرد. آقای زمان میگوید این افراد هر کدام تک آهنگ‌هایی در صدا سیما منتشر کردند و با استقبال زیاد مردمی که مشتاق شنیدن نغمه‌های نو بودند مواجه شدند. بعد از اون این خوانندگان به سرعت با استفاده از فضای موجود اولین آلبومشون رو روانه بازار کردند که میزان فروششون به عنوان اولین آلبوم‌های موسیقی پاپ بعد از انقلاب بی‌سابقه بود. حسین زمان تاکید داره که در چنین فضایی برای نخستین بار در تاریخ موسیقی کشور تیراژ این آلبوم‌ها به حدود 1,000,000 رسید. اما کنترل هنرمندان که با روح هنر مناخات داره، آقای زمان درباره این برهه خاص و زمانی توضیح میده. صدا و سیما در تلاش بود تا ما نسل اول موسیقی پاپ رو در اختیار بگیره و تنها در مناسبت‌ها و برای اهداف خاص از ما بهره ببره. ولی این شرایط برای برخی از ماها قابل قبول نبود و به همین دلیل کم کم از حضور در صدا سیما فاصله گرفتیم. من و امثال من باور داشتیم که هنرمند باید آزاد باشد و آلت دست در اقتدارگرایان قرار نگیرد. هنر نباید ابزار تثبیت قدرت حاکمان باشد، زیرا در چنین شرایطی زبان نقادی هنر بریده خواهد شد و هنرمندان تبدیل می‌شوند به بلندگوهای یک دسته یا گروه خاص. هنرمند باید آزاد بیاندیشد و آزاد فکر کند و نباید هنرش را به راحتی در اختیار اهداف غیر قرار دهد. وی می‌افزاید هنری که در خدمت پول و قدرت باشد می‌شود هنر سفارشی و فرمایشی و نتیجه کار هنرمند چیزی نیست جز هنرفروشی. به دلیل ترس از این نگارش از ابتدای شکوفایی هنر موسیقی در بعد از انقلاب که به همان اوایل سالهای دهه 70 برمیگردد و به واسطه استقبال بسیار زیاد از موسیقی به ویژه موسیقی پاپ، حاکمیت در تلاش بوده و هست تا هنر و هنرمندان این عرصه را به طور خاص کنترل کنه و در اختیار بگیره که البته با روح هنر منافات داره. پس نظام حاکم از گسترش جهشی محبوبیت هنرمندان عرصه موسیقی باعث شد از همون ابتدا فشار خود رو بر هنرمندان موسیقی مضاعف کنه. تهدید به قتل می شدیم، با پنجه بوکس به مردم حمله می کردن. به گفته این خواننده پاپ، گروه اول خوانندگان موسیقی پاپ در سال 76 با وجود سختی ها و موانع فراوان اجرای زنده خودشون رو آغاز کردند. این کنسرت ها از تهران شروع شد و به شهرستان ها گسترش یافت. حسین زمان یادآوری میکنه اوایل برگزاری کنسرت ها شرایط بسیار سخت بود. ما حتی اجازه تبلیغ میدانی در سطح شهر نداشتیم و تنها میتونستیم یکی دو روز قبل از برگزاری کنسرت پوسترها رو روی در و دیوار محل اجرا نصب کنیم. ارگان ها و نهادهای مختلف و همینطور عوامل خودفر در اکثر شهرها پارشکنی میکردن. برخی مواقع حتی تهدید به قتل میشدیم. مردم وقتی برای خرید بلیط به مراکز فروش مراجعه می‌کردند تهدید می‌شدند. در مقابل سالن اجرا بارها شاهد بودیم که مردم رو مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و یا با پنجه بوکس و زنجیر به اونها حمله می‌کردند. در آخرین لحظات و چند ساعت مانده به اجرا به دستور نهادهای انتظامی و اطلاعاتی برگزاری کنسرت‌ها متوقف می‌شد. در برخی شهرها ائمه جمعه مردم رو برای مقابله با اجرای کنسرت تحریک می‌کردند. آقای زمان با اشاره به تغییر رویکرد نظام حاکم نسبت به موسیقی میگه نظام کم کم متوجه شد نمیتونه جلوی این اجراها رو بگیره و به طور کلی مقابله با موسیقی با توجه به عشق و علاقه مردم کار دشواری است. از اواخر دهه 70 یعنی 4-5 سالی از برگزاری کنسرت ها و فعالیت خوانندگان موسیقی پاپ گذشته بود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به فکر راه چاره دیگه ای افتادند. این بار تصمیم گرفتن در عرصه موسیقی به ویژه موسیقی پاپ خودشون نقش آفرینی کنن و ترجیح دادن به جای مقابله با گسترش موسیقی و اجراهای زنده که دیگر کاری تقریبا غیر ممکن بود به کنترلش بپردازن. ایشون اضافه میکنه به همین منظور شرکت ها و مؤسسات فرهنگی و هنری تأسیس کردن و به تدریج
عملا شبکه‌ای برای در دست گرفتن زمام امور موسیقی ایجاد کردم. با برخی هنرمندان موسیقی که خیلی در جریان نبودن قرارداد بستن و تولید آثار و برگزاری کنسرت‌هاشون رو در اختیار خودشون گرفتن. این که این هنرمند چقدر اجازه مشهور شدن داره، چه کارهایی باید بخونه و در چه مسیری باید حرکت کنه دیگه در اختیار خود هنرمند نبود، بلکه این نهادها براش تحریزی میکردن که کیفیت کار برای این نهادها اصلا مهم نبود و همچنین نیست، چه بسا وجاهت هنر به ویژه هنر موسیقی هیچ اهمیتی براشون نداره و قصدشون بیشتر تبدیل هنر موسیقی به یک هنر سطحی و بی‌اصالته، چرا که همواره با این هنر دشمنی داشتن و ارزشی برایش قائل نبودن. او پاسخ این سوال رو که این شیوه چقدر جواب داده رو اینجوری میگه: متاسفانه این شگفت جواب داده و چند سالی است که هنر موسیقی بازیچه دست این جماعت قرار گرفته. تعدادی از خوانندگان فعلی بدون اون که خودشون هم بدونن حساب شده وارد این عرصه شدن و البته چون تجارت موسیقی این روزها خیلی پردرآمد هست، نهادهای سازمان یافته که به کنترل موسیقی مشغولن و پول خوبی هم به جیب زدن و میزنن، خواننده هایی رو میبینیم که فاقد هر گونه ویژگی هنری هستن اما با یک شب حضور در برنامه های پربیننده تلویزیونی و خوندن 3 یا 4 ترانه به برگزاری کنسرت در سرتاسر کشور مشغول میشن و بنا به اظهار خودشون در یک سال بالای 250 تا کنسرت برگزار کردن. برگزار کننده کنسرتی رو مشاهده می کنیم که ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان سرمایه فراهم کرده و با پشت تریبون با کمال بیشرمی اعلام می کنه هر خواننده‌ای که دنبال کار فرهنگی است برود و سراغ این کار نیاید و عملا به حمایت از هنر فاقد روح تعهد اقدام کنه. حسین زمان در یک ارزیابی کلی درباره موسیقی بعد انقلاب معتقده: با صراحت می توانم بگویم که هنر موسیقی از بعد از انقلاب هیچ حامی و پشتیبانی به جز تعداد انگشت شماری از هنرمندان دلسوز نداشته و نظام حاکم تا توانسته تیشه بر ریشه این هنر ارزشمند زده. 40 سال از انقلاب می گذرد و هنوز صدا و سیما با وجود همه بهره‌هایی که از موسیقی برده، ساز را و نوازنده را در حال نواختن رو نشون نمیده. گاهی نوازنده رو در برنامه زنده دعوت میکنن و انگام نواختن اونو پشت دکور یا گلدان مخفیش میکنن. ایشون میگه هنوز در نمازهای جمعه سراسر کشور به موسیقی و هنرمندان موسیقی میتازن، هنوز در شهرهای مذهبی با برگزاری کنسرت مخالفت میشه چرا که اون رو کاری ناشایست میدونن، هنوز بسیاری از مراجع هر نوع موسیقی رو حرام میدونن. علامه الهدی گفته مشهد جای کنسرت گذاشتن نیست و شاهد جلوگیری از حضور نوازندگان زن در کنسرت بنیامین و همچنین لغو کنسرت بنیامین در هرمان بودیم. کنسرت ایوان ساکت به حکم دادستانی در مشهد لغو شد. اما نکته قابل توجه این است که با وجود تمام دشمنی ها این هنر اگرچه نه در شأن خود اما کماکان زنده است و نزد مردم مقبول. اگر به همت اساتید و هنرمندان واقعی این عرصه جلوی دستاندازی عوامل مخرب گرفته بشه میتوان به آینده موسیقی امیدوار بود. در غیر این صورت هر روز شاهد نزول کیفیت موسیقی کشور خواهیم بود. همانطور که قصه موسیقی 40 سال گذشته مملو از فراز و نشیب ها بوده، سالهای آینده هم آنها که به روایت این روزهای تاریخ موسیقی میپردازن خواهند نوشت که موسیقی ایران در برهه هایی از زمان بر دوراهی برد و باخت قرار گرفت، جایگاه سختی که بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار بود. مسیر تثبیت شده موسیقی ایران بستگی تام دارد به اینکه در نهایت از مسیرهای محتمل و موجود کدام مسیر به مسیر اصلی موسیقی این سالها بدل می شود. در اصلهای 19 و 20 قانون اساسی ایران عنوان شده که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند آنها صدای من قطع شد؟ نه بانو صداتون هست، یک لحظه قطع شد ولی الان هست، بفرمایید. و هر قوم و قبیله‌ای که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اما این قانون باعث نشده که ممنوعیت‌ها به روش‌های مختلف اعمال نشه. یکی از این ممنوعیت‌ها موسیقی هست که علی خامنه‌ای رهبر ایران
ترویج موسیقی را خلاف مذاق اسلامی میدونه. همونطوری که دیدیم محمد رضا حیاتی که حضورش در بخش خبر تلویزیون با تاریخ جمهوری اسلامی گره خورده بود و خبر فوت آیت الله خمینی را برای نخستین بار به ایرانی ها داد، اکنون باید در منزل خود و در خفا به صدای خواننده مورد علاقه‌اش گوش دهد، چرا که گفته بود من از ارادتمندان ابی هستم. همین جمله کافی بود تا کسی که مورد اعتمادترین گوینده خبرهای سیاسی جمهوری اسلامی است ممنوع تصدیر شود. همچنین شهاب‌الدین طباطبایی مدیر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در استان خوزستان به دلیل در کنار شد. حساسیت حکومت جمهوری اسلامی نسبت به محبوبیت خواننده‌های تبعیدی و غیر حکومتی در 4 دهه گذشته کاهش پیدا نکرده و نام بردن از این خواننده‌ها و پخش آهنگ‌هاشون و ابراز علاقه به اونها در صدا و سیما ممنوع است. حتی تعلقات مذهبی تعدادی از این خواننده‌ها نیز نرمشی در عزم حکومت برای حذف و نادیده گرفتن اونها ایجاد نکرده. تمامی این موارد نقض میکنه اهداف سند 23 یونسکو، هدف است تضمین زندگی توأم با سلامت، هدف 16 ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19 حق و آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار. سخنرانی من اینجا به پایان رسید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. اگر سوال دارید بپرسید. با تشکر از شما بانو حادی‌زاده عزیز، خیلی لطف کردین، بسیار عالی بود سخنرانیتون. دوستان عزیز اگر نظری پیشنهادی دارین، بله خانم روزا بفرمایید. من سلام عرض میکنم به همه دوستان، خیلی ممنونم از خانم حادی‌زاده بابت سخنرانی که داشتن. اگر که اشتباه نکنم عنوان سخنرانیتون دین و موسیقی در ایران بود. بعد من خیلی منتظر بودم که در مورد ادیان صحبت کنید، مشکلاتی که هست در مورد مشکلاتی که دارن دوستانی که حالا پیروان سایر ادیان هستن به جز اسلام در ایران، ولی بیشتر در مورد موسیقی در زمان جمهوری اسلامی ایران شنیدم که البته خیلی هم کامل بود. فقط الان سوالی که برای من پیش میاد، می‌خواستم بدونم که واقعاً وضعیت سایرین پیروان ادیان به جز اسلام در ایران چجوری هستش؟ هنرمندانی که پیرو ادیان دیگر هستن، ممنون میشم اگر که در این مورد هم اطلاعاتی دارید، یا نحوه فعالیتشون چجوریه، سازماندهی شده میتونن کار بکنن، محدودیت دارن؟ ممنون میشم اگر که در این مورد هم صحبت کنید. مرسی. بانو حادی‌زاده عزیز اگر آمادگی دارین که سوال دوستمون رو پاسخ بدین. بله. سخنرانی من بیشتر برخورد جمهوری اسلامی بود که من گفتم 40 سال مخالفت دین با موسیقی در ایران. من بیشتر روی برخورد جمهوری اسلامی بود با یعنی دین اسلام با مردم ایران. ولی در مورد بقیه هم چون این قوانین کشور دیگه ما ندیدیم که آزاد باشن و بتونن ترانه برن آزاد بخونن و همین سختگیری ها من فکر میکنم برای همه باشه. ولی اینکه در این خصوص من تحقیق کرده باشم نمتاسفانه. تشکر از شما. دوستان دیگه اگر در تکمیل خانم حادی‌زاده میتونید پاسخی بدین ممنون میشم. اگر نه بله دوستان دیگه امیدوارم راضی شده باشید. خانم جهانبخت بکنم باشید. خب دوستان بله آقای رساپور بفرمایید. عرض شد خدمتون که در پاسخ به این دوستمون که فرمودن ادیان دیگه هم مسلماً توی جمهوری اسلامی هیچ
فعالیتی نمیتونن داشته باشن، مخصوصا اگر حالا موسیقی یه جوری ارتباط پیدا کرده باشه به دین یا مذهب. مثلا توی آلمان حالا ما همه میبینیم دیگه توی کلیساها خوندن از طریق ستایش از طریق خوندن یه چیز معموله و کلیساها که شروع میشه شاید 3 تا 4 تا موسیقی دارن که ستایش خداوند از طریق خواندنه. مسلما در جمهوری اسلامی حالا ارقام معمول موسیقی که حرامه و به قول خودشون ممنوعه، این اگه باشه به نظر من خیلی بیشتر هم ممنوع هست و این فکر کنم یه چیز واضحه که ممنوع هست. ممنون از وقتی که به من دادید. تشکر از شما. اگر دوستان دیگه نظری دارن ممنون میشم، اگر نه بله درست گفتین، واقعا چیزی که موسیقی هست، یعنی چیزی که در واقع در موسیقی وجود داره که میگن داروی در واقع روح انسان هستش، بدیهی هستش و این واقعیته و خود اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که حتی میتونن از طریق یعنی موسیقی کسایی که میان حالا دعا کنن یا هر چیز دیگری میتونن از این طریق بهتر اون چیزی که میخوان رو به اون فرد ارائه بدن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی خب همیشه مخالف هر چیز مثبتی در جامعه هستش. خب دوستان عزیز اگر سوالی ندارید که در این صورت به سراغ بحث آزاد بریم با موضوع حق امنیت اجتماعی، اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم ایران که امیدوارم تو بحث شرکت کنید. ابتدا در مورد ماده 22 که حق امنیت اجتماعی هست صحبت میکنم. هر کسی به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی داره و مجاز به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خودشو که لازم مقام و نمو آزادانه شخصیت او هست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست بیاره. خب در اینجا ما هم امنیت رو داریم، هم بحث کلیش هم حق امنیت اجتماعی. من از دوستان عزیز این سوال رو دارم، به نظر شما امنیت چی هست؟ یعنی شما اگه بخواین تعریفی از کلمه امنیت بگین چی میگین؟ ممنون میشم. دوستان بله آقای رساپور، آقای ناصری و خانم شهسبانی. دوستان به ترتیب هر کدوم که حالا یا بحث آزاد یا بحث قبلی، ممنون میشم پاسخ بدید. من میخوام راجع به همین سوالی که شما پرسیدید مستقیم راجع به امنیت، که امنیت چی هست نظرم رو بگم. حالا خب امنیت میتونه یه معنی خیلی گسترده‌ای داشته باشه، ما میتونیم انواع اقسام امنیت داشته باشیم. مثلا همون حرفی که شما داری، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی یا همه اینا. ولی در کل به نظر من امنیت از هر نوعی که باشه باید در انتها به این ختم بشه که یه آسایش و یه آرامشی برای شهروندان اون کشور به وجود بیاره. اگر امنیت از هر نوعی که باشه، حکومت میخواد، حکومت هر نوع امنیتی که به قول خودش میگه، مثلا من الان به قول خودش میگه ما تو کشورمون الان امنیت داریم، مثل افغانستان نیستیم، مثل چه میدونم برادرای عراق نیستیم، برادرای افغانستانی نیستیم، اگه ما نمیدونم بریم اینجوری میشه، جنگ میشه، فلان میشه. یکی از مسائلی که هست اینه که امنیت باید برسه به اونجایی که باعث بشه شهروندان تو آسایش و آرامش باشن و هم که حربه دست کسایی مثل دولت مردان جمهوری اسلامی نشه که از اون استفاده بکنن واسه سرکوب، واسه اینکه بگن اگه ما نباشیم اینجوری میشه و با ایجاد ترس و رعب و وحشت اون اهدافی که خودشون میخوان رو انجام بدم. ممنون از وقتی که به من دادید.
تشکر از شما. بله دقیقا معنی لغویش هم همین هست که ایمنی، آرامش و آسودگی در خود امنیت نهفته است. در اصطلاح عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس اون افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنن نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خودشون بیم و حراسی نداشته باشن. خب ممنون میشم نظر دوستان دیگر رو هم بدونیم. آقای ناصری عزیز بفرمایید. ممنون خانم چگینی. بله بحث امنیت، خب امنیت، حالا بحث آزاد هم خود در رابطه بیشتر با اقتصاده. خب امنیت هم توی که آقای رسول‌پور گفت یه بحث کلیه، ولی چون الان بحثمون در رابطه با اقتصاد و وضعیت معیشتی مردمه، خب اگه بخوایم به این نکته بیشتر بپردازیم، این وضعیت معیشتی مردم وقتی به یه سمتی بره که واقعا مردم دیگه توانایی خرید یا توانایی امرار معاش یا توانایی گذران زندگی رو نداشته باشن، خب به تبع بزهکاری‌های خیلی گسترده‌ای هم ممکنه بعدا اتفاق بیفته. یعنی در ادامه حالا این بحث معیشت، یعنی ما فقط میگیم بحث مالی، ولی در ادامه ممکنه اتفاقات خیلی بیشتری در همین رابطه بیفته. حالا منظورم چیه؟ منظورم این که وقتی یک کسی نتونه وضعیت معیشتی خوبی داشته باشه، حالا خوب منظورم عالی نیست، در حد نسبی منظورم، در حد استاندارده که حالا بتونه یه زندگی نرمال معمولی داشته باشه، وقتی نتونه اینو داشته باشه، خب به تبع ممکنه دست به کارهایی بزنه که شاید تبعات خیلی بدتری داشته باشه. مثلا حالا عرض میکنم ممکنه دست به دزدی بزنه، ممکنه دست به کلاهبرداری یا هر چیز دیگه. یعنی منظورم کلی است، هر کار دیگه ای ممکنه انجام بده. چرا؟ برای که وضعیت معیشتیش درست نیست. نمیگم حالا این توجیه نیست، ولی ممکنه منظورم این که این کار انجام بده. توی جمهوری اسلامی حالا خب وظیفه دولت اینه که بیاد این وضعیت معیشتی مردم بهش یه سر و سامونی بده. ولی وقتی حکومت نمیاد این کار رو انجام بده، مردم خب به تبع هر کسی برای بقای خودش میاد، ممکنه مثلا بخواد سر کسی دیگه رو کلاه بذاره یا دزدی بکنه برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده یا خودش رو زنده نگه داره بده. و جمهوری اسلامی باید بیشتر، در واقع جمهوری اسلامی باید بیشتر مقصر بدونیم توی این زمینه. چرا؟ برای اینکه اگر در واقع اون بحث اشتغال و بقیه مباحث رو فراهم بکنه برای شهروندانشون، به طبع این مشکلات هم پیش نمیاد. من فعلا صحبت نمی کنم، صحبتامو باز کوتاه می کنم تا بقیه دوستانم صحبت کنن، نظرات بقیه رو بشنوم تا منم هستم در خدمت. تشکر از شما، کاملا حرفتون واضح بود نسبت به اینکه واقعا معیشت یکی از اصلی ترین امنیت هایی که میتونه ما بهش اشاره کنیم، امنیت شغلی هست که اگر نباشه در واقع هیچی وجود نداره. خب دوستان عزیز دیگر، خانم شهسواری عزیز بفرمایید، در خدمتتون هستم. عرض درود و سلام دارم خدمت همه همکارانم در کمیته ادیان و همه کسانی که مهمان هستن، صدای ما رو میشنون. در خصوص بحث آزاد، خب هممون میدونیم که انسان یه موجود اجتماعیه و در اجتماع احتیاج به امنیت اجتماعی داره و کسی که مسئول تأمین امنیت اجتماعی حالا در کشورها هست، دولت‌ها هستن. یعنی دولت‌ها وظیفه دارن که این حق شهروندی هر انسانی رو برآورده کنن. خب بعضی از دولت‌ها این کار رو میکنن، اما بیاین ببینیم وضعیت تو کشور خودمون چطوریه. تو کشور ما میبینیم که ارجحیت رو به امنیت سیاسی میدن، یعنی برای اینکه خودشون امنیت سیاسی داشته باشن میان با اعتراضات به حق مردم به شدت برخورد میکنن، اونا رو سرکوب میکنن و واقعا امنیت اجتماعی رو از مردم میگیرن. چرا؟ چون
میخوان خودشون حکومتشون برقرار بمونه. در مورد امنیت اقتصادی هم میخواستم اشاره کنم به این تورمای لجام گسیخته‌ای که واقعا کمر همه رو شکسته. با توجه به این وضعیت اقتصادی که الان تو کشورمون شاهد هستیم، اون وقت میبینیم که انگار که اینا از یه کره دیگه اومدن، اصلا وضعیت اقتصادی کشور رو اصلا در جریان نیستن، توصیه میکنن برای اینکه فرزند بیارن، انگار که این فرزند فقط با هوا زندگی میکنه. خب فرزند احتیاج داره به یک سری امکانات، از قضا گرفته رفاه اجتماعی، رفاه تحصیلی، رفاه بهداشتی، سلامتی، تمام اینا هزینه داره. الان واقعا توی کشورمون حتی برای ساده ترین امکانات میبینیم که مردم نمیتونن اصلا از پسش بر بیان. حالا اینا توصیه میکنن که فرزند بیشتر. الان شما تصور کنید یه بچه، حالا حتی بگیم توی مدارس دولتی هم ثبت نام کنه، واقعا بعضی از خانواده ها از پس هزینه حتی این تحصیلات ابتدایی هم بر نمیان. ما چقدر ترک تحصیل داشتیم به خاطر مشکلات اقتصادی. حالا تحصیل هم بکنه، وارد دانشگاه هم بشه، بعد چی؟ آیا شرایط کار یکسان برای همه هست، یا اینکه با تمام این مشکلات تحصیلاتشون هم تمام کنن بعد بیکار؟ واقعا من نمیدونم اینا به چی دارن فکر میکنن. هر دولتی سر کار میاد به فکر اینه که رفاه، آسایش، امنیت، حالا چه امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی، از هر نظر برای شهروندانش رو بالا ببره. اینا آخه چی کار کردن واسه مردم؟ ممنونم از وقتی که به من دادید، من مایک رو رها میکنم. تشکر از شما خانم شمس‌سوانی عزیز. بله، نکته خوبی اشاره کردید که واقعا فرزندآوری به چه قیمتی. ما الان حدود 18 میلیون کودک و نوجوان در سن تحصیل داریم که تنها حدود 12 میلیون نفر به مدرسه میرن و 6 میلیون باقی مونده اکثرا در سالهای ششم به بعد مدرسه رو مجبورن رها کنن تا کمک خرج خانواده باشن، که این به دلیل نداشتن امنیت هستش، امنیت درآمدی، شغلی و اقتصادی. تشکر از شما دوست عزیزمون آقای جعفری. بفرمایید آقای جعفری. با سلام و مجدد خدمت همه عزیزان و عرض خسته نباشید. امنیت یه ایمنی و آسایش افراد جامعه هست و جمعی از هر گونه شخصی. از وظایف دولت ها معمولاً تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش. ببخشید صدا ضعیفه یا برای ما فقط ضعیفه؟ عذر میخوام. بله عذر میخوام. امنیت همونجوری که دوستانم فرمودند یه ایمنی و آسایشی هست و برای افراد جامعه و جلوگیری از هر گونه تنش و خشونت معمولاً. از وظایف دولت ها تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد توسعه هست که قاعدتا باید انجام بدن. حالا بعضی از دولت ها معمولا این کار انجام میدن، ولی خب دولت جمهوری اسلامی متاسفانه این کار تا حالا نتونسته به درستی انجام بده. باید قاعدش هم اینه که با بکارگیری و استخدام ابزار امکانات متنوعی سعی بکنه که به هر حال امنیت اجتماعی رو برای افراد جامعه ایجاد بکنه که بتونن ازش استفاده بکنن و به شکلی باشه که شهروندان بتونن تو مراکز کاری و مراکز تولیدی بتونن به اصطلاح شغل مناسب داشته باشن. و این قضیه معمولا باعث این میشه که جلوگیری از هرج و مرج و بی‌عدالتی میشه. بعد از انقلاب خصوصا تو این
به اصطلاح دهه اخیر باید یه تعادل نسبی معمولا باید ایجاد میشد تو مسئله اقتصاد، که جز مسائل معمولا مهمی هست که متاسفانه یه نارسایی‌های تو شاخصهایی مثل تورم، نرخ ارز، صادرات، واردات، بیکاری اینا وجود اومده که این قضیه باعث شده که به هر حال اقتصاد و شرایط مردم به شرایط سختی تبدیل بشه. دولت‌ها معمولاً باید سعی بکنن که به اصطلاح کنترل بکنن، تحقیق بکنن، به هر حال پژوهشگراشون آسیب‌های اجتماعی رو در موردش به هر حال تحقیق بکنن، عوامل مشکلزا رو به هر حال پیدا بکنن و سعی بکنن که اون عوامل رو از بین ببرن که بتونن با شرایط امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی رو برای مردمشون ایجاد بکنن، که متاسفانه تو این 40 سال اخیر ما شاهد این هستیم که هرچی که به اصطلاح حکومت جلوتر میره و زمان میگذره این رشد و به اصطلاح مشکلات کمتر میشه و حالا بحث به هر حال تحریما و سیاست هایی که معمولا جمهوری اسلامی دنبال کرده باعث این شده که تحریما و مسائل اینجوری پیش بیاد که مستقیما داره به اصطلاح مردم رو از پا در میاره. متاسفانه بر دولت مردا خب هیچ تأثیری نمیذاره. اینا جزی حقوق اولیهیه که حقوق اولیه اجتماعیه که باید رعایت بشه که متاسفانه رعایت نمیشن. ممنونم از این که مایی که در اختیار من قرار داد. تشکر از شما آقای جعفری عزیز. آقای آرشا کچولیان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. با درود و سپاس به خاطر همه بحث خوبی که تا حالا شد، حالا دیر وقت هم هست، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. نظر من اینه که برای اینکه امنیت اقتصادی داشته باشیم ما باید تو بازار توان رقابت مساوی بین همه داشته باشیم تا شایسته سالاری بشه و اون کسی موفق بشه توی بازار که شایستگیشو داره. خب معنی این حرف اینه که ما تبعیض نداشته باشیم و اگر تبعیض نداشته باشیم معنیش اینه که حقوق بشر رو رعایت کنیم، چون اصلا حقوق بشر به خاطر این اومده که تبعیض رو از بین ببره. خواستم به اینم اشاره کنم که اگر الان مردم ایران امنیت شغلی و اقتصادی ندارن، پیروان سایر ادیان 10 برابر این سختی و مشکلات هر آن تو ایران بیشتر دارن و عدم امنیتی که اونا دارن خیلی بیشتره و جمهوری اسلامی هم کاری که تا حالا کرده تو این 43 سال این بوده که نفت و انرژی فروخته، پولش هم به هر کی دوست داشته داده. تشکر از شما، من مایک رها میکنم. سپاس فروان. آقای کچولیان عزیز، آقای بلواردی مایک برای شما آزاده، میتونید صحبت. ممنون از همه دوستان. بله، موضوع جلسه پایان جلسه اون حق امنیت هست. بعد خواستم بگیم تو ایران ما کلمه حق اصلا میتونیم برای ایران به کار ببریم؟ شما تو ایران چه حقی دارید که اصلا حق امنیت اجتماعی داشته شما؟ اصلا حقی شما نداره، حقوقی نداره تو ایران. وقتی یه مامور نیروی انتظامی توی جمع 1000 نفری دست طرف رو میگیره، طرفش میگه که دارم فیلم هم ازش میگیرن، خیلی با کمان پایی گروهبان هم هست، حتی سمتی هم نداره، به اون صورت میگه که منو به چه جرمی داری میبری؟ میگه میریم پاسکه برات یه جرم درست میکنیم. تو کلیپش هست داخل اینترنت تویم ببینیم. ببین اینجا رسیده. الان چند وقت پیش یه مامور نیروی انتظامی به خاطر رشوه خواری کشتنش، چون رشوه میخواسته، طرف بیچاره نداشته بده، ماشینش میخواسته بره، عصبانی شده با چاقو زده کشتش.
شما حق امنیت یعنی چی؟ یعنی که مثلا من میرم توی بورس سرمایه گذاری میکنم، حالا خب بورس بالا پایین داره، ضرر داره، هممون میدونیم، ریسکش رو قبول میکنم، ولی اینکه شب میخوابم صبح بلند میشم میبینم مثلا بورس در روز، قانون بورس، من خودم ایران زمانی که کارمند بودم بورس بیشتر از 5% در یه روز نمیتونه منفی بشه، یعنی سهام شما مثلا قانون بود، شما مثلا 1 میلیارد شب میخوابی صبح بلند میشی میشه 1000 تومان، 5% یه میلیارد، حالا یه عددی، چجوری شد 1000 تومان سهام میشه؟ بورس کلا قرمز شده، پولتون هم خوردن، کی برده؟ آقای ایکس میمره ورشته برده. خب این پول که الکترونیک بوده، این تو اصلا جایی نبوده، تو گاز صندوق نبوده، چیزی نبوده، چجوری این تونسته ببره؟ چجوری انتقال اینا بمونه؟ یا حق مثلا تحصیل، طرف میشونه درس میخونه میره دانشگاه، همه رو مثلا بالای 80% میزنه، میگن مثلا پزشکی، میگن 5 نفر میخواییم دانشگاه فلان، بعد از این 5 نفر 4 نفر سهمیان، این کارنامه اومده بیرون چند وقت پیش برای پزشکی. خب زبان خیلی مهمه، طرف زبان منفی زده بود، منفی 20%، مثلا زبان یعنی حتی اسمش هم اشتباه نمیشته بود، پزشکی قبول شده بودنش، و یه نفر میاد 90% مثلا میزنه. خب این چه حقی شما داری؟ حق اعتراض هم نداری. یا کالا خورد و خوراک معیشت، شما یه جنسی امروز میخری یه قیمت، فردا میخری یه قیمت دیگه، اعتراض بکنی میخوای حق تو بگیری، فروشنده با کمال پوری میگه همینی که هست، یعنی حتی به فروشنده میگه آقا قیمت روی جنس، کلیپاشو میبینیم دیگه، الان روی کالا مثلا زده 1000 تومان، شما حتی فروشنده نمیتونی حق خودتو تو ایران بگیری، چه چه برسه به مقامای بالاتر. حالا امنیت اجتماعی فکر میکنم تو هر جامعه یا برای هر شخصی با دونه دونه آدما فرق میکنه، مثلا برای یک نفر که تو ایرانه خب خوراک پوشاک مسکنه، ولی خب برای کسی که تو کشور جهان اول زندگی میکنه اینا نیست. مثلا به اروپایی مثلا بگیم، میگه که مثلا مالیات من بی خودی خرج نشه مثلا برای کارهای بیهوده، این امنیت رو تو این میبینه، نه اینکه مثلا طالبان بهش حمله نکنه یا مثلا آمریکا موشک نزنه، چه میدونم اسرائیل ترور نکنه، اینا نمیدونه، اون امنیت رو توی چیز دیگه میدونه، مثلا اینکه حق حقوقش رعایت بشه، همسرش مثلا فلان نکنه، یا پلیس مثلا اینجوری نباشه، یا هر چیز دیگه، سوخت مثلا قیمتش یهو مثلا بالا پایین نشه، اون اعتراض میکنه نه توش نمیگه. ولی در کل میخواستم اینو بگم که اصلا ما به نظر خودم شخصا، شما تو ایران اینکه توی کتاب مزایای حیوانات خیلی جالب میگه همه با هم برابرن، ولی یه دو برابرترن، توی ایران خودشونیا با هم برابرن، اونا که اون بالا شاید بتونه حقشون از خودشون بگیرن، ولی بقیه هیچ حقی، تاکید کنم من که خودم توی ایران بودم، شما تا زمانی که با دولت و یا برای حقوقتون نرین درگیر نشین تو دادگاه پاسگاه، متوجه نمیشین که چه خبره، چه بلبشویه. یعنی مردم ایران خیلی اکثرا باشون به قول معروف گفتنی به دادگاه و پاسگاه و جای حقوقی اصلا باز نمیشه شاید در طول زندگیشون، ولی اونایی که باز میشه یک شاهنامه برای شما تعریف میکنن از مشکلاتی که دارن برای حقشون گرفتن و بقیه چیز. ممنونم از تشکر از شما آقای بولواردی عزیز. من یکم بحث رو واضح تر بگم که در مورد وضعیت معیشت مردم ایران و اقتصاد هست، یعنی امنیت اجتماعی، همه اینا رو که شما گفتین کاملا صحیح بودن، ولی موضوع اختصاصی ما امروز بحث وضعیت معیشتی مردم ایران هستش، که میتونیم همونطور که دوستان عرض کردن شغلی که دیگر از ضروریات اجتناب ناپذیر حیات افراد بشر هستش، که زیرا تامین نیازهای زندگی لازمه ی حیات انسان بوده و مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مناسب و مطمئن و درآمدزا برای تامین این نیازها. من یک سوال دیگه مطرح میکنم که دخل و خرج خانوار با هم نمیخونه و درآمد اغلب مردم کفاف هزینه های متعددی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و تفریح و درمان رو نمیده. پایدار موندن این شرایط به نظر شما دوستان عزیز چه وضعیتی رو برای مردم کشور ما ایجاد میکنه؟ ممنون میشم. بعد خانم بیرجندی عزیز، مایک برای شما آزاد هستش، میتونید بفرمایید. خانم بیرجندی. سپاسگزارم خانم شگرنی عزیز، مجدد سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من میخواستم بگم راجع به این که چرا اصلا الان وضعیت اقتصاد کشور ما به این حد فاجعه بار رسیده.
اینکه دوستان عزیز همه اشاره میکنن به قضیه تحریم و اینجور داستان ها، ببینید این دقیقاً گمراه کردن جمهوری اسلامیه، یعنی از این طریق مردم رو جمهوری اسلامی گمراه میکنه. یه مثالی براتون میزنم، سال 93 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردن. خب تو سال 93 اومدن چیکار کردن؟ آقای قالیباف اومد 13000 میلیارد تومان از اموال شهرداری رو به یه شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه داد که تا حالا 1/10 این اموال به شهرداری برنگشته. حالا میخوام من یه چیز دیگه رو بهش اشاره کنم، اونم همین فایل صوتیه که مال سپاه همین چند روز پیش در واقع رو شد، افشا شد و مربوط به نیروی قدس سپاه بود، که در اون فایل صوتی آقای خامنه‌ای به مسئولای سپاه میگه که از منابع مالی 90% به نیروی قدس سپاه بدن، 10% هم به سپاه بدن. برای راه اندازی این کارم 10 شبکه و شرکت زیر مجموعهش میذارن که همه با تأمین نیروی قدس سپاه کار میکردن و اینا هولدینگ های به اسم هولدینگ یاس، شرکت رسا تجارت و اینا بوده. و دوستان موضوع سر مبلغ 8000 میلیاردی و 13000 میلیارد دلاریه. یعنی شما فکر میکنید که الان میگن تحریم یا هرچی، ولی این پولایی که داره انقدر به راحتی غارت میشه، یعنی باز نمیشه اسمش هم دزدی گذاشت به خاطر اینکه تو روز روشن این کار انجام میدن، انقدر راحت این پولا داره غارت میشه. واقعا این پولا کجا درد مردم رو درمان نمیکنه؟ کجا نمیتونست اقتصاد کشور رو توسعه بده و کمک باشه؟ ولی متاسفانه الان داریم میبینیم پولای هنگفتی هستش که همه توی همین در واقع زیر مجموعه سپاه پاسداران و قدس داره این پولا بین خودشون پخش میشه، گردش داره خورده میشه، غارت میشه و هیچیش به مردم نمیرسه و افکار ما رو فقط دارن به سمت تحریم ها سوق میدن که ما همه بگیم آی ما بدبختیم بیچاریم چون کشورمون تحریمه، ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. پس این پولا چی میشه؟ سپاسگزار، ممنون که به حرفای من گوش دادید. بله دقیقا حرف شما کاملا صحیح هستش که ما داریم طبق آمار که مشکل مسکن ما در حال حاضر داریم، یعنی یکی از عرصه‌های مهمی که در الان سوداگران بدون ضابطه و نظارت نهادی وجود داره در واقع برد و باختی هستش که تو مسکن وجود داره. طبق آمار سامانه املاک و اسکان فقط از بررسی 45% خانه‌های کشور این نتیجه به دست اومد که فردی مالک 605 واحد مسکونی هستش، همچنین یه شخصیت حقوقی 23800 واحد رو در تملک داره و 1500 شخصیت حقوقی مالک واحد مسکونی هستن. یعنی در واقع کل پول دولت ایران به اینها اختصاص که اکثرا جزء همین سپاه قدس هستن. خب دوست عزیزمون آقای کریمی، بفرمایید آقای کریمی، سپس آقای جعفری، در خدمت هستیم، بفرمایید. صدای من تو جلسه هست خانم؟ بله بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و همه اونایی که صدای ما رو میشنوند. عرض کنم خدمتتون که تو این چند ساله وضعیت معیشتی مردم واقعا بحرانی شده. شاهداش هم میشه گفتش که این اعتراضاتی هستش که معلمین عزیزمون به قول معروف حتی کارمندای قوه قضاییه یا به قول معروف تامین اجتماعی و تمام اقشار جامعه به نوعی هر روز هر کدومشون یه روزی انتخاب میکنن و میان بیرون برای اعتراض به وضع معیشتیشون. حالا عزیزان همه صحبت‌های گفتنی رو فرمودن، ولی جدیداً امام جمعه موقت تهران آقای خاتمی تو همین جمعه که گذشت 22 بهمنشون
عامل مشکل معیشتی مردم و کسانی دونست که در اکثرا این 43 سال قدرت در دستشان بوده. ریل گذاری های قبل رو اونا کرده بودن. بعد جالبه که گفته اگر فقری هست عاملش ریل گذاری های شماست. اگر مشکلاتی هست نتیجه ریل گذاری شما هستش. و واقعا خیلی جالبه. حالا ما اگر بخوایم به صورت موشکافانه نگاه کنیم، یه نگاه جمعی اگه بخوایم به اختیارات ولی فقیه در این 43 سال بکنیم، خیلی قشنگ روشن می‌شه که قدرت به واقع دست چه کسی بوده. تعیین فرمانده کل نیروهای مسلح، تعیین رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما، تمامی فرماندهان عالی نظامی، تعیین فقهای و شورای نگهبان به طور مستقیم و به اصطلاح حقوق داناش هم که این شورا همون به دست رئیس قوه قضاییه هستش که ولی فقیه خودش انتخابش کرده. در واقع تمامی عناصر حکومتی از رئیس جمهور تا وزیرای کلیدی تا نماینده های مجلس رو ولی فقیه منصوب میکنه. در نتیجه تمام قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی در دست ولی فقیه هستش و بقیه این نظام تدارکچی هستن به قول خود بعضی از این آقایونی که رأس کار بودن زمانی. حالا آیا عامل فقر و بدبختی مردم و نابودی اقتصاد ایران مشخص نیست که دست چه کسی بوده؟ واقعا چجوری آدم میتونه به این راحتی یک کشور به اون بزرگی و پر از منابع رو به سمت نابودی بکشونه؟ خیلی ممنونم. من مایک رو میکنم. بله تشکر از شما. بله دقیقا همین هست که الان شرط به گونه ای هستش که همه باور دارن منابع و ثروت های مختلفی در ایران وجود داره، اما به صورت عادلانه توزیع نشده و درست از اونها استفاده نمیشه و مشکلات مردم ما در معاش، امنیت، تبعیض و فساد هستش که اینها عناصر اصلی زندگی مردم رو متاسفانه تشکیل میدن و در حال حاضر به مردم ملت ما خیانت میشه. آقای جعفری بفرمایید. با سلام و مجدد. ببخشید من یه بحثی حساب پیش اومد. بحث تحریم. من منظورم سیاست های غلط به اصطلاح جمهوری اسلامی که باعث فضیه تحریم. هممون اطلاع داریم که به هر حال تحریم تأثیر به اصطلاح به سزایی تو زندگی مردم داره، این اصلا قابل انکار نیست. ولی خب مشکل اصلا تحریم از کجا وجود اومده؟ مشکل تحریم معمولا از جایی هست که سیاست هایی که به اصطلاح جمهوری اسلامی در پیش گرفته سیاست های غلطی بوده که منجر به این قضیه شده که به هر حال تحریم، و تحریم هم تأثیرش رو مستقیما تو زندگی مردم عادی میذاره، چون افرادی که اون 5% که بالای جامعه هستن و خودشونیا که اصلا متاسفانه مشکلی ندارن. ببخشید من صدام هستش؟ بله صداتون هست، بفرمایید. همین 22 بهمن یه به اصطلاح فیلمی پخش شد که بچه های کوچک تقریبا ابتدایی که مدرسه نداشتن و تو زمستون بیرون نشسته بودن، اینا اگه که نگاه بکنی سنگ پرتاب میکردن به سمت عکس به اصطلاح آقای خمینی و خامنه ای. من به نظر من اینا همش یه نشونه های به این اعتراضاتی که حالا از معلمین هست تا به اصطلاح کارکنان دادگستری و اینا، به اعتقاد من همش نشونه هایی از این هست که یه تغییری در حکومت در پیش هست که انشالله هر چه زودتر یه اتفاق بیفته شر اینا از سر مردم کم بشه. ممنونم از این که مایی که در اختیار من قرار. تشکر از شما آقای جعفری عزیز. آقای بوروادی بفرمایید. ممنونم ازتون.
بله، حالا دوستان به تحریما اشاره کردم. من فکر نمی کنم زیاد تحریما توی معیشت مردم تأثیری داشته باشه، چون زمانی که ما اسم از معیشت میبریم یعنی اینکه طرف خورد و خوراک یا اون خونه و سرپناه داشته باشه، معیشتش درست باشه. چون ما تو ایران هم به ریال، به دلار که به کسی حقوق نمیدن یا پول نمیدن، همه چی بر پایه اساس ریال. کشورمون منابع طبیعی زیادی داره، حداقل برای خوراک ما مشکلی نداریم. کشورمون هم که ایران ماشاءالله انقدر بزرگه، فکر میکنم 3/4 اروپا باشه، جا برای همه هست. یعنی پوشاک و خوراک و اینا اصلا نباید ما مشکلی داشته باشیم. یه مثال دیگه میتونم براتون بزنم به چین. چین کمونیست که از اواسط دهه 70 اومد، اون یه سیاستی رو گرفت که تقریبا مثل هند، مندم اوائل همینجور بود تا 20 سال پیش، درهای دنیا رو به عمد همه درهای دنیا رو به رو خودشون بستن. یعنی اومدن یه زیر سازی کردن، بعد از فکر میکنم اواسط دهه یا اوائل دهه 80 چین اومد با اقتصاد جهان شروع کرد ارتباط برقرار کردن، زمانی که اون زیر ساختاش انجام داد. و ما یه بحثی داریم به اسم تولید ثروت، کشورهای ثروتمند. دوستان معنیش به این نیست که حتما بعد تمام مردمشون در رفاه باشه. ثروت طلا و الماس اینا کشورهایی در رفاه هستند که تولید ثروت دارن، مثل آلمان، مثل کره جنوبی. اینا چیز خاصی ندارن، نه کوه طلا دارن نه الماس دارن، حتی هم امریکاش هم 70% کشورشون بیابونه، ولی تولید ثروت میکنن. شما مثلا یه کوه طلا دارین ولی احتیاج به یه بیل دارید که این کوه رو برین، یه کلنگ دارین که یه کوه رو بکنید. یه نفر کلنگ داره، شما بهش میگه خب کلنگتو بده من ندارم، میگه خب کوه طلاتو بده، اگر کلنگ میخوای مجبوری بدی. کشورهایی که تولید ثروت میکنن اینجوری هستن، اینجوری ثروتمند میشن. ولی متاسفانه ما تو ایران تولید ثروت نداریم. ثروت داریم ولی خب تولیدش نداریم. مثلا نفت داریم نمیتونیم استخراج کنیم، معدن طلا داریم نمیتونیم استخراج کنیم، روش شرکت روسی میاد، خب اونم وقتی میاد سهم خودش رو بیشتر برمی‌داره دیگه. متاسفانه به این نکته ها کسی اشاره نمیکنه. الان این پولی که خانم مرجان شیخ الاسلام دزدید میتونیم بریم بخونیم، میگن دقیقاً معادل پولیه که چین در دهه 80 اقتصاد خودش تزریق کرد. یعنی دولت چین اومد داد به کارگاه‌های کوچیک و شرکت‌های کوچیک، نه تا شرکت کمپانی‌های بزرگ تو خود چین، و الان چین شده ابرقدرت دنیا. یعنی پولی که خانم مرجان شیخ الاسلام فقط همین یه قلم رو شما داشته باشید از ایران خارج کرده، تو روز روشن دوستان فرمودن خیلی قانونی هم خارج کرده، چین رو تبدیل به ابرقدرت کرده. ببین فاجعه چقدر تو ایران، یعنی عمق فاجعه. حالا اون سپاه و اینا که اصلا بمانه، یعنی اینا میان نفت و خام فروشی میکنن، مثلا میدن به همین اروپا، تبدیل میشه به پلاستیک و نمیدونم خودرو و چیزای گوشی و هوشمند. یه آیفون تو ایران 60 میلیون. خب این آیفون از چیه؟ پلاستیک. پلاستیک از چیه؟ مواد پتروشیمی. مواد پتروشیمی رو کی خام میفروشه ایران؟ تکنولوژی نداریم. وقتی تکنولوژی شما نداشته تولید ثروت نداره. حالا هر چقدر شما اصلا یه معدن طلای الماس هم داشته باشی، ولی وقتی نتونی ازش استفاده بکنی، وقتی نون نداشته باشی، میگی اگه میخوای یه الماس بده تمام بهت میدم. ممنونم ازت. تشکر از شما آقای بولواردی عزیز. بله متاسفانه، اما در مورد پیشامدهایی که با نبود کار، با نبود درآمد برای خانواده ها پیش اومده که طبق آماری که وجود داره سال پیش 18% ایرانی ها زیر خط فقر بودن، اکنون 28% یک در واقع اتفاق بی سابقه است. در واقع از هر 4 ایرانی یه نفر فقیر محسوب میشه و بر اساس گزارش جدید وزارت کار ایران نشون میده که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی میکنن و تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی میکنن از 26 میلیون نفر به حدود 30 میلیون نفر رسیده. و همچنین از ما تو این پدیده‌ای که به وجود اومده، پدیده فقر و تنگ دستی که در ایران در حال حاضر وجود داره، یه چیزی که به وجود اومده فروش اعضای بدن هست. یعنی چطور میشه که
اعضای بدن فرد تبدیل به کالایی برای فروش میشه. چه سازگارهایی که سازگارهای اجتماعی و اقتصادی افراد رو به سمتی میبره که اعضای بدن خودشون رو مثل یک کالا بر در و دیوار شهر به حراج بذارن. از دوستان عزیز خواهش میکنم اگه نظری دارن بفرمایید. بله آقای سنگری بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت همکاران گرامی. مطالب رو خیلی واضح و خیلی شیوا از دوستان شنیدیم و همه به این اتفاق هستیم که تو این وضعیتی که در ایران نظر اقتصادی هست واقعا راه حل خوبی نمیشه پیشنهاد داد یا انتظار داشت. چیزی که من خدمتتون عرض میکنم به علت سیاست‌های غلطی که نظام حکومتی ایران، سیاست‌های غلط و غیر کارشناسی نظام حکومتی ایران از ابتدای شروع انقلاب اسلامی و انتقال و گسترش این سیاست‌های غلط به دولت‌ها و دولت‌های بعدی، این روند همچنان گسترش پیدا کرد و در وضعیت به وجود اومده برای مردم متأسفانه راه حل کارشناسی مستدل و کارشناسی شده نمیشه پیشنهاد کرد و متاسفانه در این برنامه اقتصادی و این بره زمانی که تو ایران و نظام ایران در حال شکل‌گیری هست و انجام میشه فقط به فکر غارت ذخایر ایران هستن و حفظ نظام، ابدا به فکر سلامتی اجتماع عرض کنم وضع اقتصادی مردم، معیشت مردم و تمام اموری که مربوط به رفاه اجتماعی هست ابدا به این موارد هیچ گونه توجهی ندارم، فقط حفظ نظام مطرح. وقت دوستان رو نمیگیرم، خواستم چند کلمه در خصوص نظر خودم در این جلسه شرکت کرده باشم. تشکر از شما آقای سنجری عزیز. بله آقای آرشا کچولیان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. درود مجدد و تشکر بابت همه بحثا. یه چیزی که میخواستم از خواهم خدمتون اینه که اقتصاد یه شبکه به هم پیوسته است و همه به هم مربوط هم. و یه شعری که خودتون اول جلسه فرمودید که بنی آدم از یک دیگرم که در آفرینه یک گوهرن چه عضوی به درد آورد روزگار بگر عضوها رو نماند قرار، توی اقتصاد خیلی صدق میکنه. برای مثال اگر همون آبان 58 که اموال مسیحی ها رو به خاطر جاسوسی مصادره کرد جمهوری اسلامی، اون موقع مردم می اومدن و نمیذاشتن که یه همچین تبعیضایی توی جمهوری اسلامی نهادینه بشه، امروز بازنشسته ها و معلم ها مجبور نبودن بیان کف خیابون برای حقوق خودشون دفاع کنن. و الان اگر یکی مثلا فکر کنه بگه خب من که بازنشسته و معلم نیستم، حقوقم هم خوبه، به من ربطی نداره، بذار مثلا اونا مشکل دارن و نیاد پشتیبانی بکنه، چه بسا 5 سال 10 سال آینده خودش برای حقوق و مشکلات خودش مجبوره بیاد کف خیابون. این یه مطلب بود. یه مطلبم که آقای سنگری اگر اشتباه نکنم قبلش فرموده بودن که راه حلی اقتصاد ایران نداره، همون اختلاسی که خانومی که الان تو کانادا هستن اسمشون رو فراموش کردم کردن که 7 میلیارد دلار بود، الان 30 برابر همون مقدار درآمد سالانه جمهوری اسلامی تو همین تحریم ها، یه چیزی حدود 215 میلیارد دلار که با این پول اقتصاد ایران خیلی راحت میشه ساخت و با همین منابعی که ایران داره و بسیار هم غنی هست مشکلی تو ساخت اقتصادش نخواهد داشت. ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید. همایی که رها میکنم.
تشکر از شما آقای کجولیان. بله دقیقا حرفتون صحیح هستش. آقای امیر حسین کریمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام از ادب دارم خدمت تمامی دوستان حاضر در جلسه و همکاران محترم. مبحثی میخواستم بگم. ببینید توی نظام جمهوری اسلامی الان ما شاهد اینیم که روز به روز فشار اقتصادی داره به مردم بیشتر وارد میشه. از نظر من این میتونه یکی از اهداف خود نظام باشه برای اینکه به ایدئولوژیش برسه. ایدئولوژی این نظام چیه؟ مردم رو مشغول نگهدار و حکومت. متأسفانه ما رئیس سندیکاها و حالا به قول معروف نمایندگی‌های مردم خودشون با نظام هستن و کسی نیستش که مردم مدیریت کنه و حالا قشر کارگر رو که بخوان اعتراضشون رو به عمل بیارن. و به همین منوال نظام روز به روز فشارش رو بیشتر میکنه که ما همونجور میبینیم گورخا چه میدونم پشت بوم خام الان هستن خیلی ها و داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. از اون ور سمت غرب کشور کولبرها بسیار دارن اذیت میشن و این باعث میشه که اون شخص فقط به دنبال این باشه که زنده بمونه و دیگه مغز به اینجا نرسه که آقا چرا من باید مثلا حقم ضایع بشه، اصلا حق من چیه، و فقط باید فکرش مشغول این باشه که فرداشو بتونه زنده بمونه تا پس فردا بتونه زندگی کنه و شکمشو سیر نگه. و این هم از ایدئولوژی نظام هستش برای اینکه به هدفاش برسه، هدفاشو که دوستان گفتن مثل غارت کردن، مثل هزار تا کار دیگه. من ماکو رها میکنم. به نظرم این ایدئولوژی نظام هستش و داره از این قضیه استفاده میکنه و مشکل کارم اینه که بازم نمایندگی های قشر کارگر مردم با خود نظام هستن و متاسفانه کسی نیستش که بخواد اینا رو به قول معروف سازماندهی کنه برای اینکه اعتراضشون میشونه. من ماکو رها میکنم. بله تشکر از شما، کاملا درسته. فقر در حال حاضر در ایران بانی اون شده که دزدی از اموال همگانی و زیرساخت این کشور افزایش پیدا کنه، لوازم ترابری و راه ناپدید بشن و شمار قابل توجهی برای دریافت دیه حتی خودشونو به ماشینی بزنن که حتی امکان داره سبب مرگشون بشه که شاید از این طریق پولی از بیمه دریافت کنن. همچنین وضع اقتصادی ایران باعث افزایش آمار دزدی‌ها شده و حتی گزارش مربوط شامل دزدی از معلولین هم میشه. یعنی در واقع کشور ما به جایی رسیده، مردم ما به جایی رسیدن که هیچ کرامت انسانی براشون دیگه جایگاهی نداره متاسفانه و اینا همه ناشی از فقر هستش. یعنی فقر رو همون یه مثال کوچولو که داریم که میگن فقر و فحشا، یعنی واقعاً فقر که باشه همه چی با خودش میاره. و اینکه در مورد همون سوالی که قبل پرسیدم ولی متاسفانه دوستان شرکت نکردن، اون چیه که مسئله فروش اعضای بدن رو هولناکتر میکنه آدیپنداری اون هستش. یعنی الان افراد دارن عکس اینو میزنن که من میخوام کلیه‌مو بفروشم، قرنیه چشممو بفروشم، مردم به راحتی نگاه میکنن. یعنی در واقع انگار یه اتفاقی نیفتاده. اینقدر همه چی داره متاسفانه قوپ همه چی از کشور ما داره میره. آگهی های فروش اعضای بدن به قدری بر در و دیوار شهر در معرض دید قرار گرفته که دیگه دیده نمیشن. خرید و فروش اعضای بدن به پدیده قابل مشاهدهی در کوچه و بازار ایران تبدیل شدن، به طوری که اطلاعیه مربوط به اون رو در معابر میتونیم به راحتی مشاهده کنیم. غیر از فروش کلیه که ده ها سال آشکارا جریان داره، فروش تکایی از کبد، مغز استخوان و قرنیه چشم و اجاره دادن رحم به روش هایی برای کسب پول تبدیل شده که حالا متاسفانه خیلی جاها هستن که حتی به جایی رسیدن که دلبندای خودشونو فروش میذارن. یعنی ده ما نمیدونیم آخوندها یعنی تا کجا باید پیش برن و مردم ما رو متاسفانه به کجا برسونن. بله خانم شهسوانی عزیز بفرمایید. من پیرو به فرمایش شما در خصوص اینکه حالا این فروش اعضا واقعا عادی انگاری شده
میخواستم اشاره کنم که یه جامعه که از نظر روانی و بهداشت روانی سالم باشه میتونه عکس العمل نشون بده. شما تصور کنید با تمام مشکلاتی که مردم ایران دست و پنجه نرم میکنن و روز به روز بیشتر میشه، من فکر میکنم 90% مردم افسردگی شدید دارن، دیگه پولی براشون نمونده که مثلا بخوان حالا تفریحی کنن، مسافرتی برن، یه امکاناتی برای خودشون فراهم کنن، همش تو فکر اینن که حالا امروز رو چجور بگذرونن یا این هفته رو چجوری بگذرونن. اینکه سلامت روانی به خطر میفته، همه افسرده میشن. آمار خودکشی ها رو شما نگاه کنید، حتی بین جوونا، جوونی که باید سرزنده شاداب باشه، پر از امید باشه، این همه مشکلات واقعا دیگه توانی من فکر میکنم دیگه برای مردم نمونده بخوان حالا به هر چیزی عکس العمل نشون بدن. و متاسفانه همینجوری این سیکل معیوب هی داره شرایط رو بدتر میکنه. ممنون از فرصتی که به من دادید، مایک رو رها میکنم. تشکر از شما خانم شهسواری عزیز. بله، پیرو سخنان شما و همچنین سخنرانی خانم افتخار که کاملا در مورد فقر و این موضوع بود، یعنی موضوعشون به این شکل بود که یه موضوع رو اشاره کردن که متاسفانه شرایط زندگی در جنوب کرمان به حدی ناگوار هستش که حتی کلمه محرومیت رو هم نمیتونن برای وصف این فاجعه بذارن، یعنی در واقع ملت ما به کجا رسیدن. و اینکه خب متاسفانه فقر که باشه همه چیز هست، به قول شما خودکشی هست و کشوری که از نظر روانی و روحی وقتی که با طبق فرمایشات خانم رئیسی با موسیقی چیزی که آرام بخش هستش، من حتی تو این سخنرانی ها به مقایسه که رسیدم، وقتی ما قبل سخنرانی قبلی رو که بحث سیاسی و دینی و اینا بود یه حالت تشنج بار بود، ولی وقتی که به بحث موسیقی ما رسیدیم حتی بحث موسیقی هم خودش باعث آرامش و یا جو آروم به ما میداد. و اینکه این رو هم از جوانای کشور ما دارن میگیرن، یعنی میگیرن که نه که گرفتن. و اینکه مشکل معیشت چنان قدرت تخریبی داره که قادر هر جامعه ای رو به زمین بزنه، چه اون جامعه داره فرهنگ قوی باشه، چه صنایع پیشرفته داشته باشه و حتی چه متکی به درآمدهای نفتی باشه. فقر در ایران که گفتم باعث دزدی از اموال شده، باعث خودکشی شده که دوستان دیگر هم به این موضوع اشاره کردن. و موضوعات دیگر اگه دوستان اشاره‌ای داشته باشن، اگر نه سخنی نباشه و حرفی نباشه که جلسه رو به پایان برسونیم. خب گویا دوستان دیگه نظری ندارن، با امیدی که روزی که کشور ما به جایی برسه که هیچ فقیری و هیچ تنگدستی وجود نداشته باشه و اون جوری که میخوان آزاد زندگی کنن مردم ما، چه جوانای ما چه زنان ما، به برابری برسن، عدم تبعیض باشه بین کشور داخل کشور ما و حتی کشورهای دیگه، چون واقعا هر جایی از یک قسمتی از دنیا که آسیب میبینه آسیبش خواه ناخواه به کشورهای دیگه هم میرسه. به امید روزای خوب برای ملتمون و سرزمینمون. خب با تشکر از همه سخنرانان و همکاران، مسئول جلسه بانم نوش ایمانی چگنی، منشی جلسه آقای کریم ناصری، ضبط و صدا و تدوین آقای کریم ناصری، ادمین ها آقای آرشاک کچولیان، بانو لیلا ابوطالبی، بانو سمانه بیرجندی که ما رو در این جلسه همراهی کردن. ختم جلسه رو در ساعت 20:57 اعلام می کنم.
با تشکر و سپاس